کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند خاطرات سیاسی فرخ نوشته معتصم و سلطنه. چگونه از تربت نماینده مجلس شدم؟ صحبت از سال پیش است سخن از روزگاری است که اکثریت قریب به اتفاق آدم های دیار ما در ظلمتی مطلق گم بودند دولت مرکزی ضعیف تر از کلمه ضعیف بود و دولتیان حتی خبر از شهرهای نزدیک پایتخت نیز نداشتند حاکمین واقعی ایران سفره روس و انگلیس بودند و قنسولهای آنها در ولایت ایران شلتاق می کردند. می زدند و می کشتند و می بردند و کسی را جرأت مقاومت در برابر آنان نبود. اگر مأموری از مرکز به ولایت اعزام می شد، می بایست گره مشکلات را خود بدون کمک مرکز باز نماید. انتظار و توقع هر نوع کمک از دولت بیحاصل بود، چرا که دولت نیز همان اندازه اسیر خارجیان بود که آن معمور بود. اگر معمور با خارجیان دوستی می کرد، جز نوکری تحقیر شده بیش نبود و اگر دشمنی آغاز می نمود سرنگون می شد و در یک چنین شرایط اسف باری جوانکی 25 ساله اولین مأموریت خیش را از طرف وزارت امور خارجه حساسترین ترین وزارت خانه های کشور می خواست انجام بدهد زیرا او با همه جوانیش کارگزار ولایات خمسه شده بود و میرفت تا بار سفر خیش را ببندد این جوان معتص مسلطنه و بود بگذاری دو خودش تعریف بکند در سال 1331 قمری به سمت کارگزار ولایت خمسه به طرف تربت هیدری حرکت کردم این اولین مأموریت مستقل من بود اما هنوز رسیده نرسیده حادثی در آنجا اتفاق افتاد که من برای مقابله با آن چندان آمادگی نداشتم ولی به هر تقدیر ناچار بودم خودم شخصا ابتکار عمل را در دست گرفته و چشم از کمک مرکز بپوشم آن حادثه چنین بود اسمایل خان قرباقی معاون قنسولگری روس ناگهان به دست مردی به نام مختار که اونش طبعی روس بود به قتل رسید. در این میان قنصول روس بیش از آن که به فکر مرگ معاون خویش باشد تصمیم گرفت که از فرصت استفاده کرده از آب گلالود ماهی بگیرد. او شایع کرد که شیخ علی اکبر معروف و درستکار تربت دریه در این قتل دست داشته و حتی نامه نیز به نام او جعل نمود در واقع کنسول روس میخواست از یک پیش آمد عادی نهایت استفاده را کرده یکی از بیباکترین و معروفترین دشمنان خیش را از بین ببرد زیرا در ولایت خمس معروف بود که همیشه یک مرد در برابر امیال بی بندوبار روسا مقاومت می کند و آن یک مرد نیز شیخ علی اکبر مجتهد است. من هر قدر خواستم قنسول روس را متقاعد کرده و سوء زن او را نسبت به این مجتهد برطرف نمایم موفق نشدم. زیرا او ای به من نشان داد که در آن نوشته شده بود به زحمت اسماعیل خان برداشته شد و این نامه خطاب به فاضل بستامی دست راست آیت الله زاده خراسانی بود و از همه عجیب که مهر شکل یکبر نیز در زیر نامه نمایان بود. با این همه من می دانستم که این نام جعلی است و او می خواهد این مجتهد درستکار را از میان بردارد. به او گفتم شیخ علی اکبر به چه وسیله ای معاون تو را از بین برد؟ او جواب داد شیخ یک داروی سمی تهیه کرد و بعد توسط خواهر حاجی امین و تجار به او خوراند. دیدم مشکل دوتا شد زیرا زنی که او نام می برد همسر آقا محمد خان یزدی رئیس بانک شاهنشاهی در طربت هیدریه بود و باز از این بدتر این خانواده تحت حمایت دولت انگلیس بود و کنسول انگلیس در تربت هیدری پشتیبان آنها بود من از کنسول روس تقاضا کردم که کتبا این ادعا را به کارگذاری بنویسد پس از آن از وکیل و دوله انگلیسی خواستم که همسر رئیس بانک شاهنشاهی را برای بازجویی در اختیار ما بگذارد زیرا میدانستم که با این تقاضا جنگ بین کنسول روس و شیخ علی اکبر تبدیل به جنگ معمورین روس و انگلیس در ایران خواهد شد به عوض آنها و شاید این بار ما بتوانیم از آب گلالود ماهی بگیریم دست بر غذا همینطور هم شد زیرا وکیل و دوله انگلیسی بلافاصل به جنرال کنسول مشهد شکایت نمود و از جنرال کنسول نیز با سفارت انگلیس در تهران تماس گرفت و با آنها گفت که کنسولگری روس در تربت می میخواهد سر اتباع ما بازی درآورد. چیزی نگذشت که سفارت روس به کنسولگری خود در تربت هیدریه نوشت که کاری به کار افراد تحت انگلیس نداشته باشند. کنسول روس دست از تعقیب همسر رئیس بانک شاهنشاهی کشید ولی تصمیم گرفت که شیخ علی اکبر را دستگیر نماید. من بار دیگر به کنسول روس گفتم وقتی به قول خودت عامل قتل را نمیتوانی بازجویی بکنی چطور میخواهی شیخ را محاکمه بکنی؟ من در صورتی موافق نظر تو خواهم بود که برای اثبات این توته اول از همه به سراغ دختر امین و بروی. کنسول روز که دید بعد طوری گیر افتاده ناچار از اجرای نقشه خود منصرف شد. اما هنوز از این حادثه فارغ نشده بودیم که یک روز خبر آوردن یکی از اتباع روس به دست حاجی مرتزا میرزا حکمران گنابات به قتل رسیده است. کنسول روس به شاهزاده نیر دوله والی خراسان مراجعه نمود و والی نیز ده نفر قذاق برای من فرستاد که به اتفاق کنسول روس آزم گنابات شده تحقیقات را شروع بکنم. شاهزاده مصطفی میرزا برادر قاتل متوحشان نزد من آمد و گفت دیوانگی برادرم باعث شد که خانواده ما فنا بشود چه کار باید کرد من او را تسلی دادم و سپس بلا فاصله دستور دادم به هر وسیله ای که هست تذکره مقتول را پیدا کرده و برای من بیاورند همین که پاسپورت به دست من رسید فوراً به وزارت امور خارجه تلگراف نمودم که آیا مقتول طبعی روس هست یا ایران قنصول به من فشار آورد که هرچه زودتر به محل واقعه برویم اما من جواب دادم تا هویت مقتول روشن نگردد من دست به تحقیق نخواهم زد قنصول گفت تا روشن شدن هویت مقتول ممکن است همه مدارک جرم از بین برود گفتم چاره نیست او سخت براشو و دست به تحریک زد من بلافاصله از والی خراسان تقاضا نمودم که حکمران گناباد را معزول و او را به تربت هیدری روانه نماید حاکم معزول در تربت هیدری بیش از پیش متوحش شد زیرا هر لحظه بی به آن میرفت که قنصول روس او را بکشد من برای نجات او کاری نمیتوانستم بکنم مگر اینکه باز دست به سیاست بزنم یک روز به قاتل پیغام فرستادم که هرچه میتواند به حاکم تربت دری ناسزا گفته او را تهدید به قتل نماید بیچاره حکمران متهم هم که خودش سعی داشت از ترس خودش را مخفی نماید دست به دشنام زد و هر جا که رسید حاکم تربت دری را ناسزا گفت حاکم نزد من آمد و گفت تکلیف ما با این مرد چیست من گفتم خیلی ساده است به والی خراسان شکایت کن تا او را به خراسان بخواند حاکم چنین کرد و چیزی نگذشت که حکمران متهم به خراسان احضار گردید و قنسول روس یک وقت متوجه شد و دید مرغ از قفس پریده است قنسول متغیر شد و شدیدن اعتراض کرد من برای او نوشتم که اول بگویید ببینم مقتول طبعی روس است یا طبعی میخائیلوف کنسول روس در تربت هیدریه جواب آمد که مقتول البته طبعی روس است من جواب دادم خب مقتول طبعی روس است ژنرال کنسول روس در مشهد است و متهم نیز در مشهد و والی خراسان نیز در مشهد بهتر است آنها در این باره تصمیم بگیرند نه تو این حوادث باعث شد که من در بین اهالی تربت دریه مخصوصا طبقات روحانیون و تجار آبرو و اعتباری به هم بزنم چنانکه به هنگام سومین دوره انتخابات مجلس شورای ملی من از تربت هیدری انتخاب و از 3824 رأی 3697 رأی به نام من بود در آن روزگار مرکز هرگز نمیتوانست نماینده ای به ولایت تحمیل بکند. انتخابات واقعا آزاد بود و اگر تحمیلی صورت می گرفت از متنفذین محلی بود. به هر حال مردم محل به مجلس می و من در آن روزگار بیش از بیست سال نداشتم. با این سن کم توانسته بودند چند رقیب با محلی را کنار زده در انتخابات موفق بشوم. با وجودی که نگر و دوله تصمیم گرفته بود یکی از کسان خودش را از طربت حیدری وکیل کند با این همه تجار و روحانیون مانع این اعمال نفوذ شده و به اتفاق آرا مرا به مجلس فرستادند من قبل از حرکت به پدرم نوشتم که چون از نظر قانون مجلس من هنوز به سن قانونی نرسیدم و ممکن است این خود باعث جنجالی بشود بهتر از پشت یک قرآن سن نمرات چند سال بیشتر یادداشت کرده و قرآن را بدهید به کتابخانه مرحوم سلطان العلماء. این پیشبینی من صد درصد به حقیقت پیوست زیرا به هنگام طرح اعتبارنامه ها شیخ یحیی نماینده ی کرمان به قلت سن من اعتراض کرده تقاضای رسیدگی نمود. فراموش کردم بگویم که من عضو حزب دموکرات بودم و در مرام ما یک مرد 25 ساله هم می توانست نماینده مجلس بشود اما من برای آنکه مورد مخالفت رقبا قرار نگیرم در مجلس افشا نکردم که عضو حزب دموکرات هستم بالاخره قرآن را تسلیم شعبه رسیدگی اعتبار ها کردم و به همراه آن استشهادی را که آقایان صاحب اختیار معید و سلطنه گرانمایه معتمد السلطنه و, و سلطان العلماء معمرین خانواده زیر آن را امضا نموده بودند زمیمه قرآن کردم چیزی نگذشت که مرحوم صدر دیوانخانه و معدل و دوله تصدیق کردند که سن من مطابق یادداشت قرآن و امضای معمرین خانواده درست است و اشکال قانونی ندارد اعتبارنامه من تصویب شد اما همین که زنگ تنفس را زدند من به رقبا گفتم که بابا جون سرتون رو کلا گذاشتم من عضو فراکسیون دموکرات هستم و بیش از هفت سال ندارم مرحول مدرس گفت دیدی دی من از چشم این جوانک خوندم که اون دموکرات است من در این مجلس عضو هیئت رئیسه و عضو فراکسیون خارجه و منشی مجلس بودم فرمانفرما وزیر امور خارجه وقت با روسا ساخته بود و روسا میخواستند به تهران حمله کنند و دولت را تحت نفوذ خودشان داشته باشند احمد شاه داشت تهران را ترک میکرد و پایتخت را در اسفهان تشکیل میداد انگلیسها سیصد هزار تومان خرج کردند تا احمدشاه میدان را برای رقیبشان روسها خالی نکند و شاه در تهران ماند در این بین من و سلیمان میرزا و حاجی اززل مالک اردلان و دادگر از هشت صبح تا نه شب دولت عین الدوله را استیزاه کردیم و او همان شب استعفا داد و وزیر امور خارجهش نیز از کار برکنار شد. روزها براش افتن و اوزا به هم خورد. ادهی از نمایندگان مجلس به طرف قوم مهاجرت کردند تا به دنبال آنان احمدشاه شاه نیز از تهران کوچ نماید. مدتی گذشت و از حرکت احمد شاه خبری نشد. ناچار شش نفر به نمایندگی از نمایندگان مهاجر به تهران آمدیم تا با کابینه مستوفی الممالک که تازه تشکیل شده بود صحبت بکنیم و ببینیم که آیا این نمایندگان بایستی به خانه ملت بیایند یا نه. من و عدل دادگر از صبح تا شب با مصطفی بحث میکردیم ولی آخرش نتیجه ای آیت ما نمی شد. این سهل باعث کردید که بار دیگر با زور روزها فرمان فرما روی کار بیاید و مجلس منحل شود. پس از انحلال مجلس ملک و را بهار به بجنورد و من به ظاهر به عنوان کارگزار به سیستان تبعید شدیم. خواستم نروم ولی دوستم مرحوم تیمورتاش گفت برادر اگر نروی تو را به زور خواهند فرستاد. ناچار به طرف سیستان حرکت کردم مدرس چگونه آدمی بود؟ در سومین دوری مجلس شورای ملی اکثریت با اعتدالیون بود و پس از آن دموکراتها و بعد فراکسیون علمیه و بعد از آن بی طرف ها به ترتیب حائز اهمیت بودند. ما به رئیس فراکسیون می گفتیم لیدر ولی نمایندگان علمیه به لیدرشان میگفتند چاوش شیخ اسدالله محلاتی چاوش فراکسیون علمیه بود هیئت علمیه که از حجت الاسلام ها تشکیل میشد گوش به فرمان مدرس داشتند مدرس واقعا مردی وطن تیزهوش و زرنگ بود ای بش خودخواهی او بود او می گفت که اگر در این مملکت یک ای سیاستمدار پیدا بشود آن من هستم و معتقد بود که با روحانیون مسجد سپه سالار می تواند بهترین کابینه ی روزگار رو تشکیل بدهد. یک روز در مجلس گفت مشروطیت را من حفظ می کنم و این نمایندگان را من انتخاب کردم. اگر من نباشم این مجلس هیچ است. من ناگهان از جا بلند شدم و گفتم اگر این مجلس مال توست و نمایندگانش دست نشانده تو اند این مجلس اصلا نباشد. زیرا ما معتقدیم که ما را مردم به اینجا آورده اند نه یک فرد او ناگان عصبانی شد و با صدای بلند گفت اصلا این معتصم و سلطنه بلد نیست حرف بزند و بعد کارمان به نزا کشید و او کراواتم را چسبید و من ریشش را تا بالاخره رفقا ما را سول دادند. روزی که کابینه مستوفی الممالک تشکیل شد ناگاهان دیدم که آن مرحوم هرچه پیر و علیل و بیرمق است به وزارت انتخاب کرده و دارد به مجلس معرفی میکنه یکی با عصا، یکی با شال کمر، یکی با سر و گردن دستمال بسته و با همین اوزا مصطفی شروع کرد به تشریح پروگرام دولت خیش در مجلس. ناگهان مرحوم تیمورتاش از جایش بلند شد و گفت این پروگرام مترقی را هرگز یک چنین وزرای علیلی نمیتوانند اجرا نمایند مصطوفی یک لحظه سکوت کرد و سپس تلنگری به یقه لباسش زد و خطاب به وزرایش گفت آیون بلانشید بریم و همان رفتن شد و کابینش سقوط کرد. پس از سقوط کابینه مصطفی الممالک مشیر و دوله روی کار آمد. دو ماه از حکومت او نگذشته بود که میس واتر وزیر مختار روس وارد تهران شد و چند روز بعد مارلینگ سفیر انگلیس هم وارد شد و سپس هر دو بلافاصله به فرهاباد رفتند. مرحوم و دوله وزیر دربار آنها را به چادر هیئت دولت راهنمایی کرد تا با مشیر دوله ملاقات نمایند ولی آنها نپذیرفتند و فوراً به چادر مخصوص احمد شاه رفته و پس از چند لحظه گفتگو از آنجا بیرون آمدند و در همون لحظه کابینه ی مشیر دوله مستعفی گردید و سفرای خارجی حکم رئیس الوزرائی سعد و دوله را گرفته به دست وی دادند. وقتی این خبر به مجلس رسید نمایندگان تصمیم گرفتند که با تمام قوا مانع حکومت سعد و دوله بشوند. بنابراین همه آنهایی را که فکر می کردند ممکن است در این کابینه وزیر بشوند به نحوی سرگرم کردند من و مرحوم تیمورتاش به خانه فرمان فرما رفتیم و با او صبحانه خوردیم و حتی نگذاشتیم که او از خانه بیرون بیاید پس از دو روز احمدشاه سفرای روس و انگلیس را احضار کرد و با آنها گفت مملکت بدون حکومت قابل دوام نیست میبینید شخصی را که شما به کار گمارده اید کسی با او همکاری نمی کند در این موقع مارلینگ سفیر انگلیس که میدانست این چوب را از کی خورده است به مجلس پیغام فرستاد که ما همه ی نمایندگان مجلس را در خود مجلس شورای ملی به دار خواهیم زد مروم تباتبایی طبع به نمایندگی از ما به سفیر انگلیس جواب داد ما وظیفه خویش را در مقابل ملت ایران انجام داده ایم اگر می توانید ما را در خانه ملت به دار بزنید پس از چهل و هشت ساعت سعد دوله کنار رفت و بار دیگر شاهزاده عین و دوله کابینه خیش را تشکیل داد ما که از ترس مرگ به مرض پناه برده بودیم تصمیم گرفتیم که هر یک به پشتیبانی دولت جدید نطقی در مجلس ایراد بکنیم یادم میآید که پیش از همه ارباب کیخسرو بلند شد و هم گفت در مواقع فوقالعاده اشخاص فوقلاده لازم است تا کارهای فوقلاده انجام بدهند ما سیادیم زیر خنده و همان روز روزنامه نوشتند که اگر ارباب کیخسرو مدیر روزنامه بود روزی دو هزار فوقلاده بیرون میداد. سال 1234 قمری بود که من به عنوان کارگزار و سرحددار سیستان به آن ایالت رفتم. کلونل پریدوکس قنسول انگلیس در واقع حاکم مطلق سیستان بود. این قنسول توانسته بود رکنول وزاره کارگزار سابق را نایب حکومه سیستان کرده و درویش علی میرزا رئیس نظمیه وقت را مطیع خیش سازد. من در یک چنین شرایطی به سیستان رسیدم مردم لخت و گرسنه سیستان از ظلم قنصول انگلیس به سطوح آمده بودند انگلیسی ها میخواستند گندم مردم سیستان را با قیمت نازل از دست آنها بیرون بیاورند و مردم حاضر نمیشدند وقتی من به سیستان رسیدم دیدم که قنصول انگلیس به طور وحشتناکی دارد با مردم بدبخت سیستان رفتار میکند هر کس که به او گندم نمیداد لختش میکرد و تنش را شیره میمالید و بعد او را جلوی آفتاب سرپا نگه می داشت. او این کار را می کرد که زنبورها روی تن مردم لخت بنشینند و نیش بزنند و آنها از شدت درد و شکنجه ناچار گندمها را مفت به قنسول تحویل بدهند. وقتی این بدبختی را دیدم گریه هم گرفت. فورا با تهران تماس گرفتم. و ماجرای سیه روزی مردم سیستان را به وزارت امور خارجه گزارش کردم. از تهران به من دستور دادن که خودم شخصا گندم ها را جمع آوری کرده احتیاجات مردم را رفت نمایم تا قنصول انگلیس در امور سیستان مداخله نکنند. من نیز اقدام کردم چون زمین سیستان خالصه بود چهل و شش هزار خروار شاه سهم دولت را وصول کرده و بدون که به مردم فشاری بیاورم احتیاجات آنها را رفع نمودم این اولین برخورد من و کنسول انگلیس بود یک روز به من خبر دادند که رئیس نظمیه با فراشباشی گمرک نزاع کرده و فراشباشی را به دارالحکومه بردند آن روزها گمرک ایران در دست بلژیکی ها بود من با عجله به دارالحکومه رفتم و در کمال تعجب دیدم که رکنال وزاره نایب الحکومه سیستان به دستور قنسول انگلیس فراش را به سپایه بسته و مشغول تنبیه اوست و از همه بدتر قنسول هم ایستاده و دارد شلاخوردن خوردن را تماشا می کند. من به رکن الوزاره اعتراض کردم که چرا یک قنسول خارجی را این همه در امور داخلی کشور مداخله می دهد. اما او سکوت نموده و زیر چشمی به کنسول نگاه کرد. با عجله از دارالحکومه بیرون آمدم و همان روز بلژیکی ها به سفرت انگلیس شکایت کردند و سفارت نیز از کنسولگری خود در سیستان توضیح خواست. کلونل پردوکس بلا فاصل استشادی تهیه کرد که تقصیر با فراش باشی بوده و کنسولگری انگلیس نیز به جهت تأمین امنیت محل دست به اقدامات احتیاطی زده است. این استشاد دروغ را تمام رؤسای ترسوی ادارات امضا کردم. سپس نوبت به من رسید. یک روز در اداره نشسته بودم که نایب قنسول استشاد را به دست من داد. وقتی آن را خواندم خنده هم گرفت. زیر آن ورقه نوشتم. آنچه که رؤسای ادارات نوشتن کذب محض است. هیچ عدم امنیتی وجود نداشته است که قنسول حق مداخله داشته باشد رفتار کلونل پردوکس خارج از وظیفه یک کنسول و برخلاف حقوق بین الملل و حق حاکمیت ایران است. بعد زیر ورقه را مهر شیر خورشید زدم، به دست نایب کنسول دادم، او رفت و چند لحظه بعد برگشت و فریاد زد که کنسول گفت شما استشهاد ما را خراب کرده اید، من از شما انتقام خواهم گرفت. گفتم برو به قنسول بگو من به وظیفه خود عمل کردم و آنها که زیر استشاد شما را امضا کرده ام خیانت کارند. اگر روزی حسابی و کتابی در این مملکت باشد بایستی این نوکران را به مسلسل بست. چند روز بعد کلونل پریدوکس به سفارت انگلیس تلگراف زد که کارگزار سیستان واسطه بین مردم افغانستان و آلمان هاست. این اتهام در آن روزگار که دنیا سرگرم جنگ بین المللی اول بود اتهام سخت و خانمان برباردهی بود مرکز از من توضیح خواست و من نیز به آنها حالی کردم که این یک انتقام ناجوان است اما بسوق و دوله که رئیس و وزیر امور خارجی وقت بود به من تکلیف کرد که استعفا داده به تهران بیایم من هم کردم و شب عید نوروز از سیستان حرکت کردم. مردم سیستان بدرقه شورانگیزی از من کردند اما من که میدانستم اگر بخواهم از خط داخلی ایران حرکت کنم سر سالم به تهران نخواهم برد به فکر چارو افتادم زیرا شنیده بودم که کنسول انگلیس چند نفر از بلوچ را اجیر کرده تا در بین راه مرا به قتل برسانند ناچار از حکومت چاخانسور تقاضا کردم که اجازه بدهند از راه داخلی افغانستان به هرات رفته و از آنجا به مشهد بروم اما دست بر غذا در این هنگام امیر حسام و دوله از حکومت قائنات معزول و بار دیگر امیر چوکت الملک علم به آن سمت محصوب شد و به طرف قائنات در حرکت بود وقتی امیر از ماجرای من باخبر شد بلافاصله دستور داد که پنجاه جمع سوار مرا از سیستان اسکورت کرده به قائنات بیاورند. من نیز راه افتادم و پس از ده روز به بیرجند رسیدم و از جوان مردی امیر یک بار دیگر تشکر کردم. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط ادعی علاق مند به کتاب و دقلقی ارتقاء فرهنگ کتاب و کتاب خانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت ها به صورت رایگان انجام می شود لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. <متصفح> کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند. خاطرات سیاسی فرخ نوشته معتص مسلطنه بخش دوم کمیته مجازات وقتی به تهران رسیدم تهران را مقشوش و پریشان یافتم شهر در سکود وحشت ها و فرو رفته بود همه جا صحبت از قتل مجازات کیفر و اضطراب بوده در شهر جسته و گریخته حرفایی میشنیدم که باور کردن آن برای مشکل بود. اما وقتی شنیدم به تازگی در تهران کمیته به نام کمیته مجازات تشکیل شده و دو نفر را نیز ترور کرده اند، ناچار به فکر تحقیق افتادم. این کمیته که تهران را دچار ترس و وحشت کرده بود، به دست چند نفر و تمپرست ناراضی تشکیل شده بود. اعضای این کمیته عبارت بودند از عبالفت زاده، منشی زاده، امادل کتاب، برادر قاضی قزوینی، میرزا عبدالحسین شفا الملک و چند نفر دیگر. این کمیته به کمک چند تروریست تصمیم گرفته بودند که به اصطلاح انگلوفیل های آن دوره را به قتل برسانند. امادل کتاب چپ و راست علیه خائنین اعلامیه صادر میکرد و به آنان وعده مرگ و نیستی میداد تهران یک پارچه ترس و وحشت شده بود. وقتی در روز روشن آمیز محسن برادر صدرال را در بازار حلبی ساسا ترور کردند، این وحشت بیشتر شد و با ترور سقفی مدیر روزنامه اصر جدید تمام انگلوفیل ها ناچار شدند به دقت مواظب خودشان باشند. من وقتی به تهران رسیدم آنها دو نفر دیگر را به نام میرزا اسماعیل خان بانکی و منتخب دوله داماد وسوق و دوله را ترور کردند. خبر وحشتناک این قتل ها باعث شد که بیش از همه وسوق و دوله و نصرت و دوله و قوام و دوله به فکر خودشان باشند. زیرا در آن روزگار این هر سه معروف به دوستی با انگلستان بودند. کابینه وسوق و دوله بر اثر این ترورها سقوط کرد. علا و مأمور معمور تشکیل کابینه جدید شد. من به حکم دوستی خانوادگی ناچار مأمور شدم که ارتباط آقایان بسوق و دوله قوام و دوله و نصرت و دوله را که هر یک در گوشه مخفی بودند حفظ نمایم اینها هر سه نفر عده توفنگچی استخدام کرده و در گوشه مخفی شده بودند اعلامی های امادل کتاب نیز مدام علیه اینها صادر می شد بسوق و دوله شبا بدون چراغ روی بام خانهاش می خوابید و اطرافش را چند نفر توفنگ چی محافظت می کردم او اول غروب بالای بام می رفت و بعد خودش نردبان را بالا می کشید که مبادا کسی بعد از او از نردبان بالا آمده او را در خواب به قتل برساند. وقتی من وسوق و دوله را دیدم او رنگ به چهره نداشت. مدام از اعضای کمیته مجازات می پرسید و میل داشت آخرین خبر از آنها را بداند. نصرت دوله توی باغ فرمانیه لای درخت ها مخفی شده بود و پشت هر درختی یکی از توفنگچی های او کشیک میدادند. این سه نفر واقعا خواب و آسایش نداشتند هر روزی که امادل کتاب اعلامیه ای سادر می کرد نصف عمر اینها تمام می شد. نکته را که باید با اشاره کرد این است که این گروه کمیته مجازات در اوایل کار افراد سالم و وطن پرست و دارای حسنیت بودند و کارشان نیز پیشرفت کرده بود ولی پس از چند پیروزی مداوم مثل همیشه و طبق سنت معمول خودخواهی و غرور آنها را فرا گرفت و آن همه شور و پرستی تبدیل به جاه طلبی شد نتیجه اینکه از نهالی که کاشته بودند نتوانستند سمری بگیرند و در نیمه راه هدفهای خیش از هم پاشیدند و نابود شدند در آخر رمضان همان سال اعضای این کمیته به وسیله ژنرال وستادهل رئیس نظمیه سعودی تهران در دربند دستگیر شدند دولت وقت دو نفر از اعضای این کمیته زاده و منشیزاده را به عنوان تبعید عازم سرحد ایران نمود ولی در خفا به پسر نازم و دولت دستور دادند که آنان را در بین راه سمنان و دامغان تیربارا نمایند و پس از تیرباران آنان حکومت وقت شایع ساخت که آنها قصد فرار داشتند و کشته شدند بقیه اعضای کمیته نیز هر یک به هشت سال زندان محکوم گردیدند اما دل دختری داشت به نام ملوک این دختر با نصرت و دوله دوست بود نصرت و دوله به خاطر این دختر چندین بار از وسوق و دوله که مجددن رئیس الوزرا شده بود درخواست نمود که امادل کتاب را عف نماید ولی وسوق و دوله زیر بار نرفت و امادل کتاب همچنان در زندان ماند واقعی جنگل پس از آن که بار دیگر آسایش خیالی در تهران پدیدار شد من به کارگزاری گیلان منصوب و آزم رشد شدم در آن زمان هنگامه جنگل برپا بود این هنگامه حتی تهران را بلرزف کنده بود اده دلیل دلی رو از جان گذشته در اعماق جنگل های دور و ناشناخته ایران سازمانی تشکیل داده بودند و به رهبری میزا کوچکان جنگلی میخواستم نهزت خیش را وسعت داده و ایران را به قول خودشان از قید نفوذ همسایه تما نجات بدهند. من در چنین شرایطی به رشد رسیدم. به استانی که مثل بارود بود همه جا صحبت از میرزا کوچکان خان و جنگلیان بود در آن زمان مهمتر از واقعه جنگل وضع روسها در گیلان بود زیرا به واسطه انقلاب روسیه و مهارگسیختگی سربازان روسی در گیلان وضع این منطقه بسیار خطرناک شده بود مفاخر دوله حاکم گیلان بود جنگلیان با این مرد مخالف بودند زیرا آنها معتقد بودند که حاکم گیلان دوست روس هاست و همین اتهام کافی بود که او شب و روز مواظب جان خودش باشد زیرا جنگلیان کمیته داشتند به نام کمیته اتحاد اسلام رهبران این کمیته عبارت بودند از میرزا خان جنگلی دکتر حشمت حاجی احمد کسمایی و چند نفر دیگر من وقتی به رشت رسیدم شنیدم که روسا میخواهند به جنگلیان حمله کرده آنها را از بین ببرند بنابراین در چنین شرایطی دوستی با روسها یعنی دشمنی با آزادی جنگل پس مفاخر دوله حق داشت که بیش از همه از جنگلیان وحشت داشته باشد هنوز چند روز از اقامت من در رشت نگذشته بود که خبر یافتم ژنرال روسی که فرمانده قشون روس در گیلان بود با افراد خیش آزم جنگل هستم من بلا فاصله پیش او رفتم و گفتم شما به چه مجوزی دست به این اقدام میزنید او گفت برای تأمین امنیت منطقه گیلان گفتم امنیت این منطقه به تو چه مربوط است مگر تو قیم مردم گیلان هستی ولی او جوابی نداد و به کار خودش مشغول شد من باز اصرار کردم و نتیجه نگرفتم ناچار همون شب بار دیگر به کنسولگری روس رفتم و دیدم کمیته سالدات ها تشکیل شده و مشغول بحث و گفتگو هستند من با اجازه آنها داخل سالن شدم و اجازه صحبت خواستم. آنها هم اجازه دادند. من گفتم خیلی خوشبختم که شما سربازان سرخ کاخ ستم تزار را ویران کرده اید و اکنون ملت ایران میتواند باور کند که ملت روسیه در همه احوال پشتیبان آنان خواهد بود. اما با کمال تأسف امروز به ماجرایی برخوردم که باعث تأسف من شد. من نمیدانم چرا و به چه دلیل ژنرال شما میخواهد ملیون ایران را به گلوله وسته آنان را نابود نماید ناگهان هم همه ای برخواست و همان لحظه یک نفر را به دنبال ژنرال روانه کردم اما ژنرال به بهانه بیماری از حضور در جلسه خودداری کرد سال تا داشتن از تعقیب قضیه منصرف می شدم که من بار دیگر شروع به سخن کردم و اشاره نمودم که این عمل ژنرال باعث می شود که آزادی خواهان گیلان بگویند ای دو صد رحمت به استبداد باد این بار ادهی با عجله از سالون بیرون رفتم و چند لحظه بعد به اتفاق جنرال برگشتم آنها از جنرال پرسیدند چرا میخواهی به ملیون ایرانی حمله بکنی؟ جنرال گفت اگر ما شروع نکنیم آنها پیش دستی خواهند کرد من گفتم من به عنوان نماینده دولت تعهد میکنم که جنگلیان این کار را نخواهند کرد جنرال شانهش را بالا انداخت و گفت من تعهد شما رو قبول نمی کنم نگاهان سالداتا براش افتند و گفتند شما حق ندارید با وجود تعهد نماینده دولت ایران دست به جنگ بزنید و بعد کار به نزا کشید و آنها همان شب ژنرال را توقیف کرده و صبح فردا از طریق بندر پهلوی که در آن روزگار بندر انزلی نام داشت روانی روسیه نمودند با رفتن ژنرال به روسیه مفاخر و دوله نیز ترسیده گیلان را ترک گفت و به تهران رفت و چند روز بعد من از طرف مرکز با حفظ سمت کارگزاری حاکم گیلان شدم و اکنون نوبت من بود که تکلیف خودم را با سالدات های روسی و شورشیان جنگلی روشن کنم. میرزا کوچک خان و سایر رهبران جنگل که از تبعید ژنرال روسی و همچنین رفتن مفاخر دوله باخبر شده بودند نماینده نزد من فرستادند و از من بسیار تشکر نمودند و خواستار ملاقات من شدند و بالاخره یک روز شخصم به طرف کسما که مقر حکومت آنان بود رفتم بنابراین اولین ملاقات من با رهبران انقلاب گیلان این طور شروع شد برای سر و سامان دادن به وضع آشفته گیلان ناچار بودم به ملاقات آنان بروم زیرا من حاکم گیلان بودم و آن زمان حاکم گیلان ناچار بود دست کم میرزا کوچک و یارانش را بشناسد زیرا حاکم واقعی گیلان او بود و او هر وقت اراده میکرد کرد می با افراد مسلح خیش سراسر گیلان را زیر و رو کند و از این مهمتر او خیشتن را ناجی و رهاننده ای ایران از فلاکت می پنداشت و در سر هوای ایجاد نهزتی عظیم داشت پس من ناچار بودم او را انگونه که باید و شاید بشناسم پس از فرار حاجی مفاخر دوله حاکم سابق گیلان به تهران که معروف به دوستی با روسها بود و بعد از تبعید ژنرال روسی به بادکوبه جنگلیان نسبت به من بسیار نظر مساعد پیدا کرده بودند آنها تعجب میکردند که چگونه یک حاکم به جای مال دوستی و پولاندوزی و کنار آمدن با روسها جنگلیان را یاوری می کند. در حالی که میتواند با قوای روس بسازد و کلک آزادی جنگل را بکند و با این کار هم روس ها را رو خوشنود ساخته و هم تهران را از شر اینها راحت سازد. بله و شاید به همین دلیل بود که آنها مایل به ملاقات با من شده بودند. چند روز بعد به طرف کسما حرکت کردم. گفته بودم که کسوا مقر فرماندهی آنان بود. بین راه افراد مسلح جنگل با ریش های دراز و گیسوان بلند در پشت درختها و بوته ها کمین کرده بودند و دیدبانی می کردند. چند ساعت بعد من به کسما وارد شدم و بلافاصله اعضای کمیته اتحاد اسلام در محل کمیته و در حضور من تشکیل جلسه دادند و من در میان مردانی با گیسوان بلند و ریش های پهن و دراز نشستم. قبل از ادامه مطلب بهتر از کمی به عقب برگشته میرزا کوچکان این انقلابی وطن پرست و متحور و بیباک را بهتر بشناسیم. میرزا خان از طلاب و علوم قدیمه بود. در حمله قوای مجاهدین به تهران او یکی از سرداران قوای سردار محی بود. پس از تصرف تهران او خیلی زود احساس کرد که سرداران مشروطه طلب هر یک به مشروطه خیش رسیدند و دیگر نه وطن برای آنها مطرح است و نه آزادی و شاید او بارها با چشم خیش با همان یک جفت چشم عقابی تیز و برراغ خیش دیده بود که مشروطه خواهند وقتی به مال و جاه رسیدند چگونه مشروطه را فراموش کردند و او دیده بود که مشروط خواهی اغلب سرداران از توهی بودن کیسه بود چرا که وقتی کیسه ها پر شد اتش مشروط خواهی نیست تسکین یافت میرزا کوچکان که در یافته بود بی جهت در پای بسات آقایان سینه زده است فورا از سردار محی جدا شده و به جنگل شتاف و کمیته در جنگل تشکیل داد و نام آن را اتحاد اسلام گذاشت میرزا خان مردی وطن پرست، آزادی خوا، بی تمه و دلیر بود. یکی از یاران وفادار و روشنفکر او دکتر حشمت بود. دکتر حشمت نیز مردی درستکار و آزاده بود. متاسفانه بعضی از افراد که به کمیته جنگلیان راه یافته بودند، چندان امین و درستکار نبودند. زیرا بعدها خواهیم دانست که طمع و پولپرسی آنان چه لطمه هایی به جنگلیان زد بگذریم سخن از این بود که میرزا کوچک خان کمیته جنگل را تشکیل داده بود در این کمیته چند تن از علمای گیلان نظیر آسید ابو تراب و حاج سید محمود و حاج شیخ محمد حسن نیز شرکت داشتند جنگلیان سوگند خورده بودند که تا قطع نفوذ اجانب از, از ایران و تا سرحد پیروزی از تراشیدن ریش و موی سر خودداری نمایم و به این دلیل بود که همه اعضای کمیته و تمام تفنگداران جنگل سر وضع آشفته و ترسناکی داشتند جنگ بین المللی اول هنوز ادامه داشت من شنیده بودم که انبر پاشا رئیس الوزراء و وزیر جنگ دولت عثمانی برای میرزا کوچکان یک هفتیر کوچک به رسم یادگار و هدیه فرستاده است و می دانستم که رئیس البازرهای کشور عثمانی در سر چه خیالاتی دارد لذا وقتی در جلسه کمیته جنگل میرزا کوچکان ضمن تشکر و قدردانی از کمکا و حسنیت من از من درخواست نمود که عضویت کمیته اتحاد اسلامی را قبول نمایم من گفتم که اتحاد اسلامی بیرق جدیدی است که عثمانیان برای تسلط بر کشورهای اسلامی بلند کردند من میدانم آنها چه کار میخواهند بکنند و از شما چه توقعاتی دارند خواهش میکنم مرا از عضویت معاف بدارید ولی مطمئن باشید تا آنجا که پای دوستی و آزادی خواهی در میان باشد من از هیچ گونه کمکی نسبت به شما دریغ نخواهم کرد آن شب را در محل کمیته خوابیدم و فردایش به طرف رشت حرکت کردم مدتی گذشت و این دوستی و حسنیت چندان نپایید. کارهایی از جنگلیان سر زد که مرا نسبت به آنان دل سرد نبود. مرحوم عزت الله خان واسطه و رابطه بین من و جنگلیان بود. آنها در گیلان دست به کارهایی زده بودند که من نمیتوانستم با آنها موافق باشم. آنها امین و دوله را گرفته و چندین هزار تومان از او پول گرفته و بعد آزادش ساخته بودند. هر مالکی که به دستشان میافتاد تا او را درست و حسابی تلکه نمیکردند آزادش نمی ساختن. سردار معید برادر شجاع و دوله مراقعی را که از اروپا می آمد را بوده و او را به جنگل برده بودند و از او پنجاه هزار تومان پول می خواستن. و آخرش به ده هزار تومان رضایت دادند و آزادش ساختند. میرزا کوچک خان خود اسماعیل خان را به ریاست نظمیه رشت گمارده و رئیس نظمیه سابق را که یک نفر سوئدی بود به تهران رانده بود و مجموعه این کارها باعث شد که مردم نسبت جنگلیان دل سرد بشوند اما من میدانستم که این کارها بیشتر زیر سر حاج احمد کسمایی به اصطلاح وزیر مالیه جنگلیان است و شخص میرزا کوچکان راضی نیست که خیشتن را به هیچ نحوی آلوده نماید زیرا اگرچه این پولها به ظاهر به عنوان مسلح نمودن افراد یا دلایل دیگر عقص میشد ولی هرچه بود مردم گیران نمی از آزادی خواهان جنگل چنین انتظاراتی داشته باشند چاره نبود من عملا در مقابل این نوع اعمال مقاومت کردم حاج احمد کسمایی وقتی دید که من زیر بار توقعات آنها نمی رویم، میرزا کوچکان را تحریک کرد که امیر اشایر خلخالی را که یکی از رؤسای اشایر آذربایجان و شخص بدعمل و قارتگری بود با ادهی سوار مسلح به گیلان آورده او را به حکومت گیلان منصوب نماید. من فورا به مصطفی الممالک نخست وزیر وقت تلگراف کردم و از او کمک خواستم اما جوابی را که نخست وزیر به تقاضای کمک من داد این بود به هیئت اتحاد اسلامی خاطر نشان نمایید که این اقدام عاقبت وخیمی دارد بله در آن بحران کار من این بود که به جنگلیان خاطر نشان نمایم که اقداماتشان طبق نظر نخست وزیر وقت عاقبت وخیمی دارد اما من هنوز خاطر نشان نکرده سواران امیر اشایر خردخالی به رشت ریخته و شهر را اشغال کردم و من تنها کاری که توانستم انجام بدهم این بود که توفنگ های دولتی را به منزل شخصی خود برده از دسترس سواران امیر اشایر دور سازم در این میان جنگلیان برای من پیغام فرستادند که حکومت گیلان را به امیر اشایر تحویل داده خودم فقط کارگزار کل باشم. چاره ای نبود. هر گونه مقاومت بیفایده بود. اما در عوض دست و بال امیر اشایر را باز گذاشتم که تا میتواند قارت کند. او نیست که استعداد فراوانی در دزدی و چپاول داشت هر چه دم دستش رسید گرفت و ضرب کرد. آنقدر که مردم گیلان به صدو آمدند من نیز نامه ای به میرزا کوچک خان نوشته و در آن یادآوری کردم که اگر شما همه اصلاحاتی را که برای مردم مملکت ما در نظر دارید از همین قبیل است ای کاش هرگز ایران روی چنین اصلاحاتی را نبیند زیرا همه مردم گیلان باور کردهاند که اگر شما مستر امور بشوید همه امور به قارتگران سپرده خواهد شد میرزا کوچکان به محض مطالعه این نامه سخت براش افتاداره ناراحت شد او که ذاتا وطن پرست و درست کار بود بدون مشورت با همکاران بیلیاقت خیش به امیر اشایر پیغام فرستاد که فورا گیلان را ترک نماید اما امیر اشایر که تازه به مال و منال رسیده و این سفره پربرکت او را سرگرم نموده بود حاضر نشد که به این زودی از سر سفره بلند شده و آن را ترک بگوید ناچار میرزا کوچک خان عده از افراد مسلح خودش را به رشت فرستاد و امیر اشایر را با هر زحمتی که بود از گیلان بیرون راند سپس دوباره از من تقاضا کرد که حکومت گیلان را بر عهده بگیرم به طور که اشاره کردم جنگ بین الملل اول در اوج خود بود حکومت مرکزی نیز چنان ضعیف بود که نه فقط قدرت پشتیبانی از مأمورین خیش را نداشت بلکه همیشه آنان را در بلایا و گرفتاریا تنها میگذاشت چون که من را در موقع حمله سواران امیر اشایر تنها گذاشته بودند و با پیغامی دلم را خوش کرده بودم از این رو قوای روس و انگلیس در ایران شلتاق می کردند. پس در این میان ناچار بودم خودم شخصا در گیلان ابتکار عمل را در دست گرفته بدون چشم داشت کمکی از تهران ایالت گیلان را از هرج و مرج حفظ مایم. من به میرزا کوچک خان گفتم در صورتی حاضرم حکومت گیلان را بار دیگر عهده بگیرم که تو در امور داخلی این ایالت و در کارهای من کوچکترین دخالتی نکنی میرزا کوچک خان قبول کرد و من یک بار دیگر حاکم گیلان شدم اما حاجی کسمایی همچنان مشغول تحریک بر علیه من بود من برای آنکه در گیلان کسی از سیاست من مطلع نباشد هر روز فرمول رمز را تغییر میداده و تهران را در جریان کار و امور گیلان قرار میدادم در این میان تنها نگرانی من بعد ها و عربد کشی ها و بالاخره مردم های سربازان روسی بود. من چندین بار تصمیم گرفتم که دکانهای مشروف فروشی را ببندم اما با مقاومت و ناراحتی کنسول های روس و انگلیس و فرانسه مواجه می شدم. زیرا آنها می گفتند که کارمندان و کنسولگری ما احتیاج دارند گاه بیگاه سری به خمره بزنند و با جمع آوری مشروبات الکلی کارمندان و معمولین ما کسل و افسرده خواهند شد. من هرقدر اصرار کردم نتیجه نگرفتم تا اینکه دست بر غذا یک شب ادهی از سالدات های روسی به یک مشروب فروشی رفتند و پس از نوشیدن مقدار زیادی مشروب همسر صاحب مهمانخانه را به زور تصاحب کردند و شوهر او را چنان به پنجره کوبیدند که آن بیچاره از پنجره به بیرون پرد شد با وجودی که صاحب مهمانخانه از اتباع روس بود ژنرال کنسول روس به دارالحکومه آمد و از من چارجویی کرد من بار دیگر به او خاطر نشان کردم که تنها چاره کار جمع آوری مشروبات الکلی از مغازه ها و مشروب فروشی هاست. او هم موافقت کرد و پس از موافقت او و سایر قنسول ها من معادل هشتاد هزار تومان به پول آن روز مشروب از مغازه ها جمع کردم و همه را به چاه ریختم. مشروب فروشی های آن موقع یا روسی بودن یا یونانی فقط تعداد کمی کنیاک به مهمانخانه ها دادم تا مسافرین خارجی مهمانخانه ها به قول گنسول های روس و فرانسه افسرده و ملول نشوند و بلافاصله پس از این کار ده نفر از سفنگداران جنگلی و ده نفر از سالدات های روس را احضار کرده و آنان معمولیت دادم که مثل دژبان در همه شهر بگردند و هر کس عربد کرد و نظم شهر را به هم زد فورا دستگیرش سازند. سرکرده این ده نفر تفنگدار جنگل جوان رشید بلند قامتی به نام علی شاه بود این مرد با آن گیسوان بلند و ریش درازش معروف خاص و آم بود من این مأموریت را از این جهت به جنگلی ها داده بودم که می دانستم سربازان روسی به شدت از آنها حساب برده و به قول معروف مثل بوز از هیئت و هیبت جنگلیان می ترسن. این عده ده نفری را در خانه سپهدار رشتی جا داده بودم و آنها با ده نفر دیگر از سالدات های روسی بهتر از هزارها نفر معمور دولتی توانسته بودند نظم شهر رشت را برقرار نمایند. این بیست نفر همان کاری را کردند که صدها تن از معمورین نظمیه ما از انجام آن آجز بودند. زیرا سربازان روسی نه فقط به مأمورین نظمی اعتنایی نمیکردند بلکه هر وقت دستشان می رسید آنها را مضروب و مجروح می کردن. ولی در عوض همین سربازان قلدر و بی روسی مثل موش از تفنگداران ریشوی میرزا کوچکان می و با آنها احترام می خوزاشتن. با این کیفیت بدون کمک مرکز توانستم بار دیگر امنیت منطقه گیلان را حفظ دمایم. در این هنگام جنگلیان توانستند با افسران ایرانی غذاخانه توافق کرده آنها را به جنگل بیاورند و از طرف دیگر رئیس غذاخانه را که یک افسر روسی بود به جنگل دعوت نموده او را توقیف و بعد روانی تهران نمودند به این ترتیب غذاخانه نیز تحت نظر جنگلیان قرار گرفت اما درست در همین هنگام دو سه نفر افسر انگلیسی با مقداری لیره وارد رشد شده به طرف انزلی حرکت نمودن. اینها خیال داشتند با کشتی های روسی به طرف بادکوبه رفته قوای محلی قفقاز را وادار به مقاومت در مقابل قوای عثمانی نمایند. زیرا خلیل پاشا فرمانده قوای عثمانی به طرف قفقاز حمله کرده بود. اما مصطفی الممالک نخست وزیر وقت ایران میل نداشت که ایران در این معرکه دخالت نماید پس کشتی های روسی بندر را ترک کرده و در وسط دریا لنگر انداختند و افسران انگلیسی نیز ناچار دوباره به طرف تهران برگشتند در این هنگام قحطی همه مملکت را فرا گرفته بود مردم از گرسنگی به جان آمده بودند وزیر وقت از من درخواستم بود که فورا مقداری برنج به تهران بفرستم. کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند. خاطرات سیاسی فردوخ نوشته معتص مسلطنه بخش سوم. توفنگداران جنگل چگونه کنسول انگلیس را ربودن چون مرحوم مشاورون ملک وزیر امور خارجه وقت مرد نیکنام و وطن پرستی بود و میرزا کوچک ها نسبت به وی نظر موافقی داشت لذا یحیاخان بهرامی از وزارت امور خارجه مأمور شد به رشت آمده و اگر بتواند مقداری برنج با خودش به تهران حمل نماید ما اسم این آقا را گذاشته بودیم وزیر مختار برنج به هر تقدیر وضع بسیار بخیم بود زیرا رؤایای گیلان نیز از شدت گرسنگی به رشت هجوم آورده بودند و من با کمک جنگلیان توانستم مساجد شهر را تخت کوبی کرده و این رؤایای تیر روز و گرسنه را در آنجاها پناه بدهم و برای آنان غذا تهیه کنم. بالاخره به هر کوششی بود از تلف شدن هزاران کشاورز جلوگیری نمودیم و مقدار زیادی نیز برنج تهیه کردیم و دادیم به وزیر مختار برنج به تهران ببرد در این هنگام 64 هزار نفر از قشون روس که افراد بیچراغوف نیز همراه این قشون بود خاک گیلان را برای عظیمت ترک کردند فقط انگلیسی ها پالکونی که بیچراغوف را با دو هزار نفر از شریر ترین سربازان قفقازی اجیر کرده با پول آنان را زیر نظر خود نگه داشته بودند تا با آن قوای اجیر شده به گیلان حمله نمایند. من بار دیگر احساس کردم که اوضاع گیلان دارد شلوغ می شود در صدد مطالعه و نقشه برای ادامه امنیت منطقه گیلان بودم که ناگهان خبری شنیدم که مرا سخت متعجب ساخت. این خبر عجیب و تکان دهنده چنین بود. تفنگداران میرزا کوچک خان شبانه به قنسولگری انگلیس ساخته و کنسول انگلستان و رئیس بانک شاهنشاهی را ربوده با خود به جنگل برده اند. این خبر بسیار عجیب و حیرت انگیز بود. آنها چگونه توانسته بودند کنسول انگلیس و رئیس بانک شاهنشاهی را از میان عدهای معمور و افراد مسلح ربوده به جنگل ببرند. منظور میرزا خان از این کار چه بود؟ آیا این عمل بهانی به دست انگلیس میداد که زودتر به رشد حمله نماید؟ چرا؟ خواهیم دید که این بی احتیاطی آقابت وخیمی به بار آورد. وانگهی با من دیدم که میرزا کوچه خان و اعضای کمیته جنگل بار دیگر تعهدات خودشان را نقض کردند. زیرا آنها به من قول داده بودند در امور داخلی گیلان دخالت نکنند. ولی دیدم که کردند. آن هم دخالت عجیب و وحشت انگیزی چاره چه بود؟ آیا می بایست دست روی دست می گذاشتم و می نشستم؟ یا اینکه جریان را به مرکز تلگراف می کردم؟ و دست آخر آنها هم برای من پیغام می که مثلا به جنگلی ها بگویم این کار عاقبت وخی می دارد به هر تقدیر چاره را در این دیدم که بار دیگر به طرف کسما مقر حکومت جنگلی ها حرکت کنم و به زودی حرکت کردم روز شش یا هفت ساعت بعد به کس ما رسیدم بلافاصله اعضای کمیته تشکیل جلسه دادند و من مدتی برای آنها صحبت کرده و گفتم شما با این کار به دست قوای انگلیس بهانه دهید تا به گیلان حمله کنند شما مگر نمیدانید قشون انگلیس چه خوابی برای مردم گیلان دیده است مگر نمیدانید که آنها پالکونی که بیچرا و دو هزار نفر از افراد شریر او را اجیر کردهاند تا پیشا پیش قشون خود به طرف گیلان حرکت کرده و راه را برای قوای انگلیس آماده نمایند. آیا فکر نمی کنید این عمل شما به ضرر دولت ایران خواهد بود؟ میرزا کوچک و یاران سهود کردند ولی سید عبدالوها پافشاری می کرد که فقط یک راه برای خلاصی قنسول انگلیس و رئیس بانک شاهنشاهی موجود است. پرسیدم اون یک راه چیست؟ سید عبدالوهاب گفت انگلیس ها سلیمان میرزا یکی از آزادی خواهان وطن ما را در لورستان دستگیر کرده به انگلستان تبعید کردند تا او را به دست ما ندهند ما این دو نفر را آزاد نخواهیم کرد. احساس کردم که به محض این پیشنهاد اعضای کمیته همه با چهره برافروخته نظریه سید عبدالوهاب را پسندیده و چاره دیگر نیست ناچار آنقدر صبر کردم تا آرام بشوند زیرا میدیدم وقتی آنها از ستم انگلیس ها و تبعید سلیمان میرزا صحبت می کنند صلاح نیست که من برای قنسول انگلیس و رئیس بانک شاهنشاهی پافشاری بکنم آنها واقعا مردانی شریف و وطن دوست بودند. انگیزی جز آزادی خواهی و ایران دوستی نداشتند ولی می دانستم که این احساس پاک را قشری از تعصبات و کین توزیهای بیجا فرا گرفته است و آنها عاقلانه رفتار نمی کنند. به هر حال آن روز بار دیگر جنگلیان را آرام کردم. آن ریشوهای مهربان که سوگند خورده بودند تا حصول به پیروزی از تراشیدن موی سر و صورت خیش خودداری کنند با دقت به حرفایم گوش دادند. من آنها را مطمئن ساختم که خیر و صلاحشان را میخواهم و با آنها گفتم که من شما را ندیده و نشناخته دوست می داشتم و دیدید که دوستیم را در چند مورد به شما ثابت کردم. بالاخره مدتی گذشت و من توانستم موافقت اعضای کمیته جنگل را جلب کنم آنها حاضر شدند که کنسول انگلیس و رئیس بانک شاهنشاهی را به من تحویل بدهند با آنها خداحافظی کردم و راه افتادم و شب را در جمعه بازار ماندم تا صبح آن دو نفر را خلاص کرده با خود به رشت بیاورم صبح که شد حاج احمد کسمایی با قیافه این نگران نزد من آمد و گفت بالا خلاصی این آقایان محال است پرسیدم چرا گفت وقتی شما از جلسه کمیته خارج شده به طرف جمعه بازار حرکت کردید سید عبدالوهاب خیلی مندک نشستند پرسیدم منظورت مندک چیست گفت یعنی ایشان خیلی ناراحت و نگران شدند و در فکر فرو رفتند و بالاخره اعضای کمیته بار دیگر تصمیم گرفتند که این دو نفر همچنان در جنگل باقی بمانند من ناراحت شدم و گفتم من نمیفهمم این چه کمیته و چه صورت جلسه است که شما دارید به فاصله چند ساعت تصمیم میگیرید و رأی میگیرید و بعد زیر هرچه چه رأی و تصمیم است میزنید او سکوت کرد و من هم دیدم که مجادله فایده ای ندارد تا آقا مندک نشسته از کاری می شود کرد ناچار به رشت برگشتم و در انتظار حوادث ماندم حادثه دیگر هنوز در گیرودار این بحران بودم که یک روز ناگهان مأمور دارالحکومه در اتاق مرا باز کرد و اجازه ورود خاص سپس گفت قربان یک آقایی است متوحشانه وارد دارالحکومه شده عجله دارد که شما را زیارت نماید گفتم تشریف بیاورم چند لحظه بعد چشمم به محمد حسین میرزای جهانبانی افتاد زیرنویس جهانبانی چند سال پیش هنگامی که وزیر کشور بود در یک حادثه اتومبیل کشته شد. دنبالی متن محمد حسین میرزا پسر خالی من بود. او افسر قزاق بود و مدتی پیش از آن به اروپا رفته بود و من وقتی او را دیدم تعجب کردم. او رنگ به چهره نداشت تا مرا دید گفت به داد ما برس که جنگلیا میخوان ما رو به جنگل ببرن. پس از چند لحظه گفتگو فهمیدم که او و دوستش سرتیب محمد حسین خان آیرام به هنگام مراجعت از اروپا در بندر انزلی مورد سوء زن قرار گرفته و جنگلی ها تصمیم گرفته اند آن دو را به جنگل ببرند. من بلافاصله چند مأمور روانه کردم تا چمدان های آنها را بیاورند و سپس آنها را به منزل بردم. در همین هنگام یک تفنگدار جنگلی به دارالحکومه آمد و گفت میرزا کوچه خان از شما خواهش کرده این دو نفر تازه وارد را به او تحویل بدهید. من گفتم تو برو من خودم با میرزا صحبت خواهم کرد او رفت و چند لحظه بعد علی شاه آمد این علی همان یک که به زن معروف جنگلی ها بود علی شاه کنار من آمد و محرمانه زیر گوشم گفت که میرزا کوچه خان به شما سلام رسانید و گفته از شما پسر فرمانفرما فرما را بی جهت محافظت می کنید و با آنها پناه دادید زیرا پسر فرمان فرما برای ما شکار خوبی است ما میتوانیم توانیم اقل صد هزار تومان از آنها پول بگیریم من به علی شاه گفتم برو به میرزا بگو که مطمئن باش از این دو نفر پول و پله ای در نمیآید او رفت و چند لحظه دیگر عزت الله خان رابط کمیته جنگل با من به دارالحکومه آمد دوباره تقاضای آن دو نفر دیگر را تکرار کرد گفتم بابا جان، کور خانده اید این دو نفر یکی محمد حسین میرزا پسر سیف الدین میرزا و آن دیگری هم محمد حسین خان آیرام دو افسر قزاق هستند که در هفت آسمان یک ستاره ندارند برو به میرزا بگو تو محمد حسین میرزا پسر فرمان فرما رو عوضی گرفته ای دست از سر این های اروپا رفته بیپول بی پول بردار عزت الله خان رفت و دیگر از جنگلی ها خبری نشد من بیست روز این دو مهمان را نگه داشتم و بعد آنها را روانه تهران کردم زیرنویس محمد حسین خان آیرام است که بعدا رئیس شهربانی مقتدر ایران شد دنباله متن. حاجی آقا کوچه کریموف در آن لحظات که من گرفتار بحران جنگل و نگران سرنوشت کنسول انگلیس و رئیس بانک شاهنشاهی بودم حوادثی نیز پیش آمد که مرا بی نهایت ناراحت و متاسف می کرد از ایرانیان جاه طلب و پول پرست با نوکری سفارت روس و شاید فقط به همین عنوان برای خود مقداری حقوق و مزایا قائل بودند و ابدا زیر بار قوانین مملکت خود نمی رفتن. اینو فقط برای زورگویی به هموطنان خیش تبعیت دولت روسیه و تحت الهمایگی آنها را قبول کرده بودند و از این موقعیت سوء استفاده می کردن. مثلا حاجقا کوچ پسر کریم نلبند در وین پایتخت اتریش پولی به معمورین روسی داده و گذرنامه ای به نام کریموف دریافت کرده بود و خیلی دوست داشت که به جای حاج آقا به وی کریموف بگویند. همین حاج کریموف با همین لقب ناچیز توانسته بود مقدار زیادی علوفه تر گیلان به هم بزند و از پشتیبانی کنسول روس نیز برخوردار بشود. بعضی دیگر هم از سرس رقیب دست به این هیلی می زدند و عمدن تحت الحمایه دولت روس می شدند تا اموالشان از گزند دیگران محفوظ بماند. مثلا خانم فخر و دوله این خانم برای آنکه لشت نشا را از حمله و گزند کریم خان برادر سردار موهی حفظ نماید ملک مزبور را به یکی از اطباع روس اجاره داده و خودش تحت حمایت روسا قرار گرفته بود در این میان تکلیف حکومت معلوم نبود زیرا یکی میخواست چپاول بکند و یکی میخواست مورد چپاول قرار نگیرد و گوش کسی هم به مواد قانون بدهکار نبود من ناچار بودم که قبل از هر کار به این هرج و مرز خاتمه بدهم زیرا عملا میدیدم که بیش از توقیف قنصول انگلیس به دست جنگلی ها و بیش از حمله قوای متفقین به گیلان این هرج و مرج باعث ناراحتی مردم گیلان شده است. برای نمونه بعد نیست که به ماجرای عجیب زیر توجه نمایید. موقوفه مشیر السلطنه بندر پیر بازار را مشیر و سلطن وقف عذاب عرب کرده بود چون مشیر و سلطن مردی مذهبی و به قول معروف آدم خداپرستی بود در اومد این بندر را که ملک شخصیش بود وقف عذاب عرب کرده بود یعنی در اومد این بندر را میداد به عربستان و یا به عراق و به جوانان و مردانی که استطاعت زن گرفتن نداشتند به اصطلاح میخواست با این پولها جوانان عرب را صاحب زن و بچه بکند و سواب ببرد. بگذریم از اینکه که این چراغ بیشتر به خانه روا بود. به هر حال آن مرحوم تولیت این بندر را به رئیس الوزراء وقت واگذار کرده بود و رئیس الوزراء نیز آن را به مرحوم آسید محمد بهبهانی واگذار نموده بود. یک روز کاشف به عمل آمد که سید عباس با جهل سند خودش را متولی پیر بازار معرفی کرده و مدت هاست که با پشتیبانی قنسول روس مشغول بالا کشیدن جیره عذاب عرب است. یعنی مالی را که مرحوم مشیر سلطن وقت و عذاب های عرب کرده بود که ثواب ببرد حالا مدت ها بود که به حلق کفار رفته باعث معصیت شده بود. از این مهمتر سید عباس سندی نیز برای اثبات ادعای خیش از نجف به دست آورده بود. و باز از همه بدتر چندین رئیس الوزراء مدتها هر یک به نوبت تلاش کرده بودند که حق پسران عرب را از این شخص و حامیان او بگیرند و موفق نشده بودند من برای آنکه به این بساط حکومت های کوچک خاتمه بدهم ده نفر قزاق مسلح مأمور پیربازار کردم تا دست سید عباس را از مال موقوف کوتاه سازم سید عباس به محض دیدن قزاقها فورا به قنسولگری روس رفت و قنسول روس نیز فاصله 20 نفر قزاق روسی برای پشتیبانی از سید عباس روانه پیر بازار کرد من هم برای اینکه با دست پر به حریف توپ بزنم سی نفر دیگر قزاق به پیر بازار روانه کردم و سپس خودم فوری به قنسولگری رفته و به قنسول گفتم مبارزه من و شما برای خاطر سید عباس و یا موقوفه پیر بازار برخلاف دستور ایران است و این عمل عاقلانه ای نیست من درآمد موقوفه را به امانت در بانک میگذارم و شما هم این جریان را به سفارت واگذار نمایید تا سفیر شما با رئیس الوزرا قضیه را حل نمایند و هر کدام از طرف این که ادعایشان به ثبوت رسید بعدا خواهند توانست تمام پولهایی که در بانک گذاشته شده است تصاحب نمایند. قنسول متقاعد شد و پیر بازار در تصرف من باقی ماند. چیزی نگذشت که به من خبر دادند سید عباس خواهرزاده خودش را به قنسولگری فرستاده و گفته است که آقای حاکم درآمد موقوف را به بانک تسلیم نمی کند من فورا پول مختصری در بانک گذاشته و رسید گرفتم و چیزی نگذشت که قنسول شتابان به نظر من آمد و گفت به من اطلاع دادن که شما آیدات و بندر را به بانک نسپرده اید. من فورا پرورده ام را خواستم و آن قبض رسید را به قنسول نشان دادم و گفتم به شما اطلاعات کذب می دهند. قنسول معذرت خواست و راهش را گرفت و رفت. من بلافاصله خواهرزاده سید عباس را احضار کرده و دادم او را به چوب بستند. این مرد در حال کتک خوردن فریاد می کرد قربانت گرد من خودم می دانم این بلا را چرا دارم می کشم. بعد از این غلط می کنم که به قنسولگری روس بروم. بعدها و پس از انقلاب روسیه من از فرصت استفاده کرده تمام گذرنامه های روسی را جمع نموده در کارگزاری ضبط کردم و اوراق تحت الحمایگی را نیز از افراد گرفتم و پول موقوف را نیز به وسیله رئیس الوزر را برای آقای بهبهانی ارسال نمودم حمله قوای روس و انگلیس به گیلان در این هنگام با خبر شدم که آخرین قوای روس به فرمانده پالکونیک بیچراغوف آزم گیلان هستند. پالکونیک فرمانده که 2000 تن از شریر ترین افراد مسلح قفقازی را داشت. این فرمانده خود و سپاهش را به انگلیس ها فروخته بود و پیشا پیش لشکریان انگلیس به طرف گیلان حرکت می کرد. جنرال انگلیسی با دو هزار تن از افراد هندی خود در پشت این سربازان روسی قرار گرفته بودند و از راه کرمانشاه به طرف گیلان حرکت می کردند. سربازان روسی ظاهرا می خواستند از طریق بندر انزلی به روسیه رفته به وطن خیش مراجعت نمایند. اما قوای انگلیسی که به اصطلاح در جنگ بین الملل اول متفق لشکریان روس بودند میخواستند به منطقه گیلان آمده و سپس با وسائلی قفقازیان را وادار به مقاومت در مقابل حملات لشکریان و عثمانی نمایند. به هر حال من احساس می کردم که نقطه حساس این کشمکش ها گیلان خواهد بود. لذا بلافاصله به تهران تلگراف کردم که دیگر صلاح نیست من هم کارگزار و هم حاکم گیلان باشم. لطفا حاکم دیگری برای گیلان تعیین نمایید. تا رسیدن جواب تلگراف تصمیم گرفتم یک بار دیگر به جنگل رفته با میرزا کوچک خان و دکتر حشمت و سایر سران جنگل درباره آزادی قنسول انگلیس و رئیس بانک شاهنشاهی مذاکره نمایم زیرا لحظات حساسی در پیش بود من میدانستم که قوای انگلیس و روزهای اجیر شده به محض رسیدن به رشت به بهانه توقیف شدن قنسول انگلیس به دست جنگلیان چه جنایاتی مرتکب خواهند شد و چه خانمانها بر باد خواهد رفت و به این حساب و با هزاران امید به طرف جنگل حرکت کردم بار دیگر کمیته جنگل تشکیل جلسه داد و من در مورد استخلاص قنسول انگلیس و رئیس بانک شاهنشاهی با میرزا کوچکان و سایر اعضای کمیته جنگل گفتگو کرده و گفتم سلا نیست که قوای انگلیس در حال حمله به گیلان است و عدهای از شریرترین سربازان قفقازی نیز در این حمله آنان را یاری میدهند شما کنسول انگلیس را همچنان در توقیف نگه داشته و به دست قشون انگلیس بهانه بدهید تا پس از رسیدن به گیلان بیرحمانه ترین انتقام را از مردم بیگناه آنجا بگیرند میرزا کوچکان به فکر فرو رفت و من باز ادامه دادم دفعه قبل همه شماها تصمیم گرفتید که توقیف شدگان را آزاد کرده با من روانی رشد نمایید. اما در جمعه بازار حاجی احمد کسایی به نزد من آمد و گفت که چون سید عبدالوهاب مندک نشسته است از تصمیم خود منصرف شده اید. خب این که طرز رهبری یک نهزت نیست. چرا عاقلانه رفتار نمی کنید؟ چرا می برای مندک نشستن آقا ادهی بیگناه را به خون بکشانید؟ شما اینها را گروگان گرفته که انگلیس ها سلیمان میرزا را که به انگلستان تبعید کردهاند آزاد سازند ولی اشتباه می کنید شما نمی توانید هنگامی که دو هزار سرباز هندی و دو هزار سرباز شریر روسی بغل گوشه ما نشستند دست به این ریسک بزنید بالاخره به هر تلاشی که بود کنسول انگلیس و رئیس بانک شاهنشاهی را از آنان گرفته با خود برشت آوردم آن بیچاره ها هم ریش گذاشته بودند منتها ریش آنان مثل ریش جنگلیان به جهت آزادی خواهی و سوگند معروفشان نبود بلکه اینها از نبودن وسیله اصلاح ریش خود را نترشیده بودند وقتی به رشت رسیدم تلگرافی از مرکز به دست من رسید که سردار کل به سمت حاکم گیلان منصوب و قریبا به محل مأموریت خود حرکت می کند. به محض خواندن این تلگرام خیال آسوده شد زیرا میدانستم که حاکم جدید گیلان مردی درستکار و صدیق است و از همه مهمتر میدانستم که حکومت مرکز این مرد را به این دلیل حاکم گیلان کرده است که سابقه آزادی خواهی داشته و در نزد آزادی آن روز معروف است به طور قد دولت میخواست مردی را به حکومت گیلان بگمارد که جنگلیان رعایت حالا او را کرده با او کنار بیایند در این هنگام با خبر شدیم که قوای روس به فرماندهی پالکونی که بیچرا دارد به منطقه گیلان نزدیک می شود. این خبر ناراحت کننده ای بود. اگرچه به ظاهر آنها می خواستند, از گیلان به روسیه بروند ولی معلوم بود که سربازان بی قانون و از جنگ برگشته چندان ساده از این منطقه نخواهند گذشت. مخصوصا که این قوا از جیر قشون انگلیس ها شده بودند و در واقع گرداننده اصلی آنان ژنرال دنسترویل انگلیسی بود و درست در همین بحران ناگان خبر دیگری رسید که مرا سخت نگران ساخت برای من خبر آورده بودم که تفنگداران میزا کوچک خان در پشت کوههای مرتفع منجیل سنگر گرفته آماده مقابله با قوای شریر روسی شده اند. تصادم قوای روس با جنگلیان نه میرزا کوچکان درباره این اقدام ناگاهانی با من صحبتی کرده بود و نه من فرصت این را یافتم که او را از این تصمیم باز دارم در یک لحظه کوههای مرتفع منجیل توسط تفنگداران جنگل قرق شد و آنها به پیش قرابلان قوای بیچراقف اختار کردند که توفنگها را زمین بگذارند پالکونیک توضیح خواست چرا جنگلیان بار دیگر اختار کردند که بایستی تفنگها را به ما تحویل داده در بندر انزلی هنگام ترک خاک ایران آنها را از ما تحویل بگیرید میرزا کوچکان و یارانش میخواستند آنها را خلع و سلاح کرده نگذارند قوای بیگانه در منطقه گیلان اسلحه همراه داشته باشند و ایجاد هرج و مرج بشود و شاید این رفتار نهایت غرور ملی آزادی خواهان جنگل را میرسان ولی باز هم ناچارم بگویم که این عمل دور از سیاست و عقل بود زیرا آنها که می تا به مقاومت در مقابل توپخانه آتشین روزها را ندارند نمی بایست آنها را عصبانی کرده فاجعه ای به بار بیاورند. به هر حال پالکونی که بیچراغوف زیر بار این اختار نرفت و نفیر اولین گلوله ها فضای خاموش کوهستان منجیر را زیر و رو کرد. چند ساعت جنگ ادامه یافت و بالاخره جنگلیان ناچار جبه را ترک کرده به داخل جنگل سرازیر شدند. کسی چه میداند؟ شاید میرزا کوچک خان می خواست آنها را به عقب خود به جنگل بکشاند؟ و بعد قوای روس را در میان جنگل های انبوه قافلگیر و سرنگون سازد. وقتی قوای روس بدون توجه به عقب نشینی جنگلیان راه خود را گرفته به طرف رشت حرکت کردند، حرکتی مقلوار خشمگین و جنون آسا سر راه خود به هر دهستانی که رسیدند قارت کردند و سوختند و بردند به یکی از دهات مرحوم سپهدار چنان یورشی بردند و چنان جنایاتی روا داشتند که شرح آن فاجعه دیوانه کننده است آنها در این ده مسجدی را که مردم به دانجا پناه برده بودند به توپ بسته و سیصد تن از دهقانان بیگناه را کشتند بیچراغوف با این رویه به رشت وارد شد و سربازان او در بیرون شهر حوالی پل عراق چادر زدند. جنگلیان نیز پیشا پیش همه وسایل نقلیه شهر را به جنگل برده بودند و حتی از درشکه شخصی من هم نگذشته بودند. من برای جلوگیری از شدت عمل روس ها شخصا به قنسولگری روس رفتم. اگرچه می دانستم که بیچراغوف خودش برای خود سرداری است وزیر زیر بار حرف قنسول نمی رود. ولی با این همه صلاح در این دیدم که توسط قنسول او را آرام کنم. بیچراغوف خشمگین و ناراحت بود. می و بد و بیراه می گفت. تا چشمش به من افتاد گفت شهر را رنده می کنم. همه جا را به آتش خواهم کشید. گفتم برادر اگر سردار و مرد جنگاوری و حسابی با جنگلیان داری بفرما برو جنگل کانا منتظر تو هستند. یا میزنی یا میخوری وگرنه مردم بی دفاع را کشتن و شهر بی حافظ را به آتش کشیدن هنری نیست اگر آین دلاوری شما همین است بفرمایید ما حرفی نداریم سرنگ خشمگین روسی کمی آرام شد و من بلا فاصله چند افسر نظمیه را که روسی بلد بودند معمور کردم که به هر وسیله هست احتیاجات قوای روس را فراهم کرده برای آنان آزوق تهیه کنند تا از دروازه شهر رشت به داخل کشیده نشوند. اینها چند روز در رشت اقامت کردند و دست آخر پنج هزار خروار برنج هم از ما گرفتند و شر خودشان را کم کردند و این آخرین قوای روسی در ایران بود که خاک کشور ما را ترک می کرد. کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می خاطرات سیاسی فرخ نوشته معتص مسلطنه بخش چهارم از من خواستند که با لباس تمام رسمی از ژنرال انگلیسی معذرت بخواهم به طوری که قبلا نیز اشاره کرده بودم جنرال دنستربیل انگلیسی قوای روس را راضی و تطمیع کرده بود که پیشا پیش سربازان هندی به طرف گیلان رفته به اصطلاح جاده را برای آنان هموار سازند بعد از عظیمت قوای روس از ایران سردار کل حاکم جدید گیلان وارد رشت شد و متعاقب او در اوایل ماه رمضان 1336 قمری جنرال دنسترویل با 2000 قشون هندی به طرف رشت آمد و آن ایام شومی را که پیش بینی کرده بودم فرا رسیده بود جنرال دنسترویل هنوز رسیده نرسیده اولین ضربه را به ما فرود آورد بهانه دستش بود و او با این بهانه میخواست همه را مرعوب کند ژنرال انگلیسی نامی به حکومت نوشت که مفاد آن برای هر وطن پرستی تکان دهنده بود نامه او چنین بود نظر به اینکه بیرق دولت فخیمه انگلستان را پس از توقیف قنسول انگلیس فرود آورده بودید حال برای برافراشتن بیرق دولت فخیمه بایستی تشریفات زیر به عمل آید یک معتصم السلطنه فرخ نماینده اول دولت با لباس تمام رسمی حاضر شده و معذرت بخواهد دو رئیس نظمیه باید با لباس تمام رسمی حاضر شده شفاهن و کتبن معذرت بخواهد سه نماینده دولت و رؤسای تمام ادارات با لباس تمام رسمی با ساعت پنج بعد از ظهر در این مراسم شرکت نمایند. این نامه برای من بسیار ناراحت کننده بود. این بار من نیز سیاست را کنار گذاشتم و برای دفاع از حیثیت و غرور خیش نامه‌ای به این شهر برای ژنرال انگلیسی نوشتم. خواستن معذرت رسمی باید با اجازه دولت باشد. چون سیم تلگراف در کنترل شماست، بهتر است برای چند دقیقه سیم را آزاد کنید تا من از دولت مطبوعه خود اجازه بگیرم. جنرال جواب داد آزاد کردن سیم فعلا غیر ممکن است و تشریفات فوق بایستی در ساعت مقرر بدون هیچ عذری به عمل آید. ساعت پنج شد احساس می کردم که مردم شهر سراسیمه هستم حاکم جدید گیلان رئیس شهربانی و سایر رؤسای شهر یکی پس از دیگری با لباس تمام رسمی در مقابل کنسولگری انگلیس اجتماع کردند یک ربع دیگر گذشت ژنرال دنسترویل با صبر کرد و منتظر من ماند اما نرفتم انتظار زیادتر شد و ژنرال با چهره برف روخته روی یک چهار پایه قرار گرفت و گفت چون نسبت به دولت بریتانیا توهین شده بود ما اینه که مجددا بیرق دولت فخیمه را در حضور شما برافراشته و معذرت خواهی شما را قبول می کنیم. اما به طوری که میبینید آقای معتصم السلطنه فرخ نماینده اول دولت ایران حاضر نشدند که در این مراسم شرکت نمایند شما شاهد باشید که ایشان به دست آلمان ها به ما سیلی زدند آنها که در این مراسم شرکت داشتند احساس نمودند که از بیانات ژنرال انگلیسی بوی مرگ و انتقام استشمام می شود. با این همه از ترس هر کدام جداگانه از جنرال معذرت خواسته و رئیس شهربانی نیز طبق دستور شفاهم و کتبن مراسم معذرت را به جای آورد سپس آقایان بسیار محترم از محل تشریفات متفرق شدند و درست چند لحظه بعد نایب قنصل انگلیس به دارالحکومه آمد و گفت ژنرال تقاضا کرده از شما گیلان را ترک کرده فورا از اینجا خارج شوید من گفتم بروید به ژنرال بگویید من به دستور شما مأمور گیلان نشدم که به دستور شما از گیلان خارج شوم. نایب قنسول با حالتی عصبانی گفت پس در این صورت آزادی شما سلب می شود. من که از این همه قلدری به شدت ناراحت شده بودم گفتم بله به خانه ما بیایید و بعد میزبان را از خانه بیرون بکنید و اگر میزبان از حریم خودش دل نکند او را تهدید بکنید یادتان باشد که شما برخلاف قوانین بین المللی فقط به پشتیبانی سرنیزه های خود به این مملکت تجاوز کرده و سلیمان میرزا را گرفته و تبعید کردید. روز روشن سفیر کبید دولت عثمانی را در تهران دستگیر نمودید. بفرمایید بند را هم تبعید کنید یا آنکه آزادی مرا سلب نمایید. شما دست به کاری میزنید که برخلاف حقوق بین الملل و حق حاکمیت ایران است. پرچم شما را جنگلیان پایین آوردند و قنسول شما را نیز تفنگداران جنگل شبانه را بودند اگر میخواهید مقابل به مثل کرده و در واقع از خودتان رفع توهین بکنید بفرمایید تشریف برید در میان جنگل پسیخان مرد و مردان از خودتان رفع توهین بکنید نه اینکه نماینده دولت را به زور بکشانید پای توبه مگر اعضای کمیته جنگل با نظر ما دست به این کار زده بودند که شما امروز از ما استقبار می خواهید. آنها حتی دولت را هم قبول ندارند. بفرمایید آنها را وادار به معذرت خواستن بکنید. شما علل معمول و طبق رویه چندین ساله خود می بدون آنکه خون از دماغ افرادتان جاری بشود بدون زحمت شعون و حیثیت خودتان را حفظ بکنید. بسیار خوب ولی من زیر بار این تحقیرها نمی دوم. نایب دارو دارالحکومه را ترک کرد و رفت و همان شب به من خبر دادند که در محل کنسولگری انگلیس جلسه مشورتی بین نظامیان و دیپلمات‌ها برقرار شده و همه تایید کردند که کارگزار گیلان حق داشته است به عنوان نماینده دولت در مراسم آن روز شرکت ننماید و بیرون راندن او از گیلان باعث لطمه شدید به سیاست متفقین در ایران خواهد بود و بالاخره نتیجه میگیرند که دست به اقدامات دیگری بزنند یعنی کاری بکنند که من اجباراً گیلان را ترک بکنم فردای آن روز جمرال کنسول روس جنرال کنسول انگلیس و جنرال کنسول فرانسه که به اصطلاح متفقین جنگ بین المللی اول بودند هر یک جداگانه نامی به کارگزاری نوشته و با من قطع رابطه کردند و به دنبال این قطع رابطه دست به توطعه ناجوان مردانه ای علیه من زدند و آن توطعه چنین بود پیام مرگ همان روز برای من خبر آوردند که در کنسولگری روس جلسه تشکیل شده است که قرار است در این جلسه درباره من هرچه زودتر تصمیم بگیرند چیزی نگذشت که مجددا اطلاع یافتم حاجی کوچ یا همان کریموف نیز در این جلسه شرکت نموده است و متعاقب این گزارشات بالاخره به من اطلاع دادند که در جلسه فوق آقایان قنسلها به حاجی آقای کوچ معموریت مأموریت دادند که به هر ترتیبی که صلاح میداند مرا ترور نماید من میدانستم که کشتن یک کارگزار برای هر یک از قنسولگری های چقدر آسان است و همچنین میدانستم که پس از مرگ من نیز دولت ایران جرأت نخواهد داشت که به اسب حضرات بگوید یابو با این همه تکلیف من چه بود یا باید مثل بعضی وطن پرستان قیور چادر سرم می کردم و شبانه در می رفتم؟ یا اینکه می گفتم به جهنم دولتی که نتواند از من پشتیبانی بکند بهتر از توقع خدمتی هم از من نداشته باشد میروم به حضرات تعظیم و کرنش می کنم و بر خر مراد سوار می شدم. هم جانم را از دست می دهم و هم بعدها سوگلی این آقایان در حرمسرای سیاست ایران می شدم. اما راستش در همه عمرم نتوانستم زیر بار این گونه حقارت ها بروم مخصوصا که در آن موقع ها جوان بودم و سر پرشوری هم داشتم باری همان شب با سردار کل حاکم جدید گیلان نشسته و صحبت کردیم و سپس چند فقر جرم از حاجی کوچسبانی کشف نمودیم و او را به جرم احتکار برنج توقیف نمودیم بعد از این عمل با چند نفر محافظ راه افتادم و دور شهر را گشتم تا مردم را از ناراحتی بیرون آورده و جلو هر گونه شایعات را بگیرم. مدتی گذشت و قنسول ها هر فنی علیه من زدند من بدل آن را به کار بردم. در این هنگام میرزا کوچه خان شخصی مرا رو روانه شهر کرد و من دوباره صاحب درشکه شدم. اما دیدم که عملا در رشت کاره ای نیستم. زیرا آنها هنوز با من در حال قطع رابطه بودند و من هم در آن شرایط کاری نداشتم که انجام بدهم یعنی در واقع کارگزار بیکار مانده بود لذا تصمیم گرفتم به طرف تهران حرکت کرده تکلیف خودم را روشن بکنم برای حرکت هیچ ای در دست نبود زیرا هرچه اسب در رشت بود روزها با خودشان برده بودند ناچار با یک کالسکه پستی و درشکه شخصی خودم به طرف تهران حرکت کردم و برای حمل اساس خود ناچار توسط سلیمان عموی آمیر قفقازی حمزه از داد اطراف چهار اسب تهیه کرده به گاری بستیم و راه افتادیم مردم شهر و اعیان تا نزدیکی های پل اراق از من مشایعت نمودند و به این ترتیب شهر رشت را ترک نمودم هنگامی که به سفید کتله رسیدم متوجه شدم که کالسکه پستی قابل حرکت نیست لذا دو شب در آنجا توقف کردم و گماشته من داورخان به رشت مراجعت کرد و دو دستگاه درشگه شهری از کاساقا که صاحب درشگه رشت بود اجاره نمود و برای من آورد و بالاخره پس از هفت روز مسافرت به تهران رسیدم وزیر خارجه چه گفت روزی که آقای مشار و سلطنه وزیر امور خارجه وقت را ملاقات کردم او به محض دیدن من از جا جست و با خوشحالی به من گفت چقدر خوشحالم که تو را سالم و تندرست میبینم پرسیدم چرا؟ او گفت من برای تو خیلی نگران و متوحش بودم زیرا چند روز پیش مستر مارلینگ سفیر انگلستان در ملاقاتی به من گفت برای یک کارگزار خوشکل شما یک کالسکه خواهم فرستاد منظورش این بود که شما را توقیف و تبعید خواهند کرد من فورا حد زدم که تصمیمات شدیدی علیه شما گرفتم خیلی خوشحالم که صحیح و سالم به تهران مراجعت کرده اید نمیدانم به پاس شهامت و جسارت من بود یا اینکه به قول خودشان برای خاطر وطن پرستی و دولت خواهی من که یک نشان درجه اول و همایل به من اهدا نمودند تا طبق فرمان شاه از بروز این حکومت خسروانه بین امثال و اقران مباهی و سربلند بوده و بیش از پیش مراتب دولت خواهی و خدمت خود را به من از سی زهور برسانم بله چند روز بعد من به سمت ریاست اداره تحریرات روس که در آن روزگار یکی از مشاقل حساس سیاسی بود منصوب گردیدم در اینجا لازم است دوباره شرح وقایع جنگل و سرانجام آن نهزت بزرگ را بازگو کنم میدانیم که این قیام تا چند سال دیگر نیز طول کشید اجبارا برای بیان همه وقایع جنگل ناچاریم تسلسل زمان را که در خاطرات خودم رعایت کردهام برهم بزنم بله در این بار اطلاعات من بر دو قسم است یکی آنچه را که دولت وقت و جنگلیان ادعا می و دیگر مسموعات شخصی خودم است که از حکام وقت و سایر دوستان شنیدم و در نتیجه اجبارم گاهی نیست دست به حدسیات متکی به علم و یا بر مبنای مشهودات و مسموعات میزنم که شاید بعدها اسناد و مدارکی به دست بیاید که کار نیمه تمام ما به دست عده دیگر تمام بشود و اما بعد از من آنچه که در جنگل روی داد بدین قرار است اعدام دکتر هشمت چند روز بعد از مراجعت من به تهران جنگ خونینی بین قبای انگلیس و جنگلیان در گرفت و ژنرال انگلیسی که میدانست با سربازان هندی خود نمیتواند در میان انبوه جنگل های گیلان تفنگداران جنگل را نابود نماید قراردادی با میرزا کوچکخان امضا نمود که جزئیات آن یادم نیست ولی نتیجه آتش بس این بود که قوای انگلستان حق نداشته باشند از پسیخان به بالا وارد عمل بشوند و متقابلا انگلیس ها هم درباره خط ارتباطی راه بادکوبه تأمین داشته باشند و آنها با این معامله آتش بس اعلام نمودند و خونریزی خاتمه یافت در این میان سردار کل که هنوز حاکم گیلان بود به قرارداد فوق اعتراض نموده و با حالت تعرض رشت را ترک گفت و به تهران آمد در این هنگام کابنی بسوق و دوله روی کار آمد و مرحوم تیمورتاش به سمت حاکم گیلان منصوب و به طرف رشت حرکت نمود ورود تیمورتاش به رشت باعث حیاهوی بسیار شد زیرا او مرد مقتدر و کاردانی بود و بیم آن میرفت که بین میرزا کوچکان و او تصادم روی بدهد اتفاقا پیش بینی ها درست بود زیرا چیزی نگذشت که بین قوای دولتی و جنگلیان زد و خورد خونینی در گرفت و تیمورتاش توانست چند نفر از سردسته های جنگلیان را دستگیر و آنان را اعدام نماید در بین اعدام شدگان دکتر حشمت مرد وطن پرست و پاک دل نیز وجود داشت این واقعه باعث شد که جنگلیان خشمگین شوند و علنا دست به شورش های وسیع بزنند. مرحوم وسوق و دوله که میدید آتش ها داغتر شده و شعله ها بالا زده است ناچار تیمورتاش را احزار نمود و به جای وی سعید محمد تدیون را حاکم گیلان نمود زیرا او میخواست کار جنگل به مسالمت حل گردد در حالی که با وجود مرد مقتدر و پرشوری مثل تیمورتاش که حوصله نداشت در قلمرو به خود باج به کسی بدهد، اتقاض سیاست مسلمت‌آمیز امکان نداشت. با این همه تدین هم که رویه سلجو داشت، نتوانست کاری از پیش ببرد. ناچار اونیز نیز به تهران بازگشت و به جای او میرزا احمد خان اشتری که مردی نیکنام و مشهور به وطن پرستی و درستی بود به حکومت گیلان منصوب گردید. این مرد نیکنام نیز در مدت اقامت خود هر قدر کوشش کرد نتوانست کار جنگل را به مسالمت حل نماید. و چون دید نمیتواند کاری از پیش ببرد ناچار رشت را ترک نمود و به جای او شخصی به نام آزری که رئیس دارایی رشت بود به کفالت حکومت گیلان منصوب گردید حقه از این عجیب تر؟ آزری تصمیم گرفته بود که به هر جان کندنی هست قضیه جنگل را حل نماید یعنی کاری را که آن همه حکام چالاک و دورندیش نتوانسته بودند خاتمه بدهند او به تنهایی تصمیم به انجامش داشت لذا شروع به مذاکره با میرزا کوچک خانه مود ولی هر قدر تلاش کرد نتیجه ای نگرفت سایر برجستگان جنگل را واسطه کرد باز هم کاری از پیش نبرد ناچار فکری مثل برق از مغزش گذشت فکری عجیب و شیطانی او تصمیم گرفت برای آخرین بار با میرزا کوچک خان ملاقات بکند و کرد و در آن ملاقات از میرزا کوچک خان خواهش کرد که یک مزر به وی به عنوان یادگار بدهد و بعد اضافه کرد که چون دشمن زیاد دارم ناچارم گاه و بیگاه از خودم با این اسلحه دفاع بکنم میرزا کوچک خان که مردی با صفا و خوشنیت بود بلافاصله موزر خودش را از کمر باز کرده و به او هدیه داد آزری هدیه را می گیرد و لحظه به آن خیره می شود و سپس مجددا از میرزا کوچخان خواهش دیگری می کند و به او می گوید اجازه بفرمایید به پاس این مرحمت عکاس بیاید یک عکس هم از من و جنابالی و این مزر اهدایی بگیرد تا عمر این یادگار برای اعقاب من باقی بماند میرزا بلافاصله دستور میدهد که عکاس باشی را حاضر کنند و سپس عکس یادگاری به هنگام تحویل این هدیه گرفته می شود. آزری که جرأت نداشت لوله مزر پر را مقابل سینه میرزا کوچک خان بگیرد دست به یک حقه باور نکردنی می زند که سالهای سال و حتی بعد از ماجرای جنگل نیز این شیرینکاریش نقل مجالس رجال ایران بود. باری آقای آذری به محض ورود به رشت بلافاصله تلگرافی به تهران مخابره کرده و میگوید جناب وسوق الدوله رئیس الوزرا در اثر مساعی و کوشش این خدمتگزار الحمدلله ماجرای جنگل خاتمه پیدا کرده و آنها را خلع و سلاح نمودم همراه این ادعا نیز یک قطعه عکس است که قریبا تقدیم خواهد شد بیچاره وسوق در دفترش نشسته و در فکر گرفتاری هایش بود کناگان این تلگراف رو به او دادند و او هم از تعجب خوش گشتند و چندی بعد وقتی عکس کذا را هم پیش رویش گذاشتند دیگر از خوشحالی سرپایش بند نبود او با همه زیرکیش واقعا گول خورده بود لابوت پیش خودش میگفت کلا به آقای رئیس مالیه یک آدم دفتر دستکشی و این همه آرتیس بازی و بلافاصل برای آذر یک نشان درزی اول با همایل روانه کرد و کتبا هم او را تقدیر نمود و آن عکس کذا را که آقای رئیس دارایی را مزر به دست نشان میداد و میرزا کوچک نیز بدون اسلحه مقابل آن مزر قرار گرفته بود به همه وزرا و رجال و حتی احمد شاه نشان داد مدتی از این ماجرا گذشت و بالاخره آقای بوسوق و دوله فهمید که رستم دستان او تو زرد از آب در آمده و میرزا خان زنده و سالم است و جنگلیان نیز همچنان در حال شورش هستند. جناب رستم دستان بلافاصله به تهران احزار شد و بعدش دیگر نفهمیدم با این مؤمن چه کار کردند. اعلام جمهوریت در این هنگام حیدر مغلو آزادی خواه معروف به جنگل رفت و به جنگلیان پیوست. لابد این مرد پرشور را می شناسید. این همان انقلابی از جان گذشته است که زیر کالسکه محمد علی شاه بمب انداخت و ادهی را در این حمله مجروح نمود. این مرد در آن روزگار معروف به هیدرخان چراغ برقی بود. برجهت او مدتی با جنگلیان همکاری و سپس بر اثر اختلاف مرام و سلیقه بین او و میرزا کوچک کدورت ایجاد شد و بعدها این کدورت منجر به دشمنی گردید و چیزی نگذشت که هیدر مغلو در جنگل به قتل رسید درست در همان ایام بود که سربازان سرخ به جهد راندن انگلیس ها از گیلان به رشت و بندر پهلوی حمله کردند. ژنرال چامپانگ فرمانده قوای انگلستان خیشتن را آماده مقاومت در برابر سربازان سرخ ندید و چون از جانب جنگلیان نیز مطمئن نبود لذا همه اسلحه های قشون را به مرداب ریخت و سپاهیانش را از طریق کرمانشاه به بغداد حرکت داد در این زمان کابینه بسوق و سقود دوله سقوط کرد و مرحوم مشیر و دوله رئیس شد رئیس الوزراء جدید حمله کنندگان را متجاسرین نام نهاد و دیویزیون قزاق را مأمور جلوگیری آنان نمود. چیزی نگذشت که جنگ خونین دیگری بین قذاقهای ایران و سربازان کمونیست در گرفت و درست در بحبوه این بحران میرزا کوچک خان و مغز متفکر جنگل یعنی آمیرزا محمد انشایی مدیر روزنامه جنگل ناگهان اعلام جمهوریت کردند و به این ترتیب جمهوری جنگل در میان انبوه درختان تناور و در کنار بوته تمشک وحشی ایجاد شد. اعلام جمهوری توسط میرزا کوچه خان و یاران او آن هم در قلب جنگل بینشان و مرموز گیلان آنچنان خوب و وحشت در هیئت حاکمه وقت ایجاد کرده بود که آنان نمیدانستند چه تصمیمی باید درباره این پدیده نوظهور بگیرند. جمهوریت جنگل درست هنگامی اعلام شده بود که قوای دولتی ایران با سربازان بلشویک در گیلان مشغول زد و خورد بودند و درست در همین لحظات بود که روزنامه معروف جنگل که به مدیریت آمیز محمد انشایی منتشر میشد از رویه دیویزیون قزاق ایران انتقاد می کرد و نسبت به سربازان بلشویک رویه مسالمت آمیزتری پیش می گرفت. در یکی از شماره های این روزنامه سریعا به کابینه مشیر و دوله اعلام خطر و اشاره شده بود که برای ما بیگانه بیگانه است چطور شد که آن موقع که سربازان انگلیسی در گیلان بودند و جنرال دنستر ویل مثل یک سلطان دیکتاتور با رؤسای ادارات رفتار می کرد شما دیویزیون قزاق را مأمور سرکوبی آنان نکردید اما امروز که قوای بلشویک برای بیرون راندن سربازان متجاوز انگلیسی به گیلان ریختند تا نفت قفقاز را از گزند آنان محفوظ نگه دارند شما آنان را متجاسر نامیدید و به دیویزیون قزاق دستور دادید که به آنان وارد جنگ بشوند بار این شندرقاز اساکری رو هم که دارید اینطور به کشتن بدهید متعاقب این احوال مردم عادی و بیطرف گیلان احساس کردند که جمهوریت جنگل بدون شک با توافق بلشویک ها صورت گرفته است و این خود باعث تشویش و نگرانی طبقه اعیان گیلان شد. چیزی نگذشت که جنگلیان تمر پستی مخصوص به نام پست انقلابی ایران چاپ کردند و تا مدتی نامه های حاوی این تمبرها در همه نقاط ایران به مقصد نیز می رسید. کم کم نگرانی و تشویش مردم بیشتر شد. شایعات بیشماری در کوچه و با بازار رواج پیدا کرد. گاه جنگلیان به واسطه تحور و بیباکی هایشان مورد تحسین قرار می و گاه هم متهم می پولداران رشت با عجله به تهران مهاجرت میکردند حتی مؤمنین نیز دچار وحشت شده بودند چون گاه خبرها خیلی داغ و تند در شهرها پخش میشد و آنها میشنیدند که اعضای کمیته اتحاد اسلام ناگهان بیدین نزاب در است. البته ادهی مشکوک و مرموز این آتش را دامن می زدند. از کاه کوه می ساختند. های نیز در کار بود تا نهزت را در نطفه خفه کنند. حال یا با تهمت و افترا و یا با زد و خرد و ناجوان مردی. ولی در این میان آنچه که به ثبوت رسید و می آن را به وضوح بررسی نمود این بود که دیگر مردم رشت و یا گیلان آن حرارت و کشش سابق را نسبت به جنگلیان نداشتند. آن مردمی که به هنگام اعدام دکتر هشمت پا نفرت و خشم شده بودند و اثر خانه شیون و زجه و نوهیگری برای آن مرد نجیب و بزرگوار بلند شده بود اینک در تردید و شک دست و پا می زدم و شاید آرزو می کردند که یک بار دیگر تیمورتاش به حکومت گیلان منصوب بشود. چرا؟ آیا فکر می کردند که از اول گول خورده بودند؟ آیا مثل همیشه دوست داشتند که بت بتراشند و مدتی پایش بگریند و بعد آن را در هم شکسته و متلاشی کنند؟ یا آنکه درست در کوران هیاهو و درست در سرحد خستگی ناشی از قهرمانی و قهرمان پروری حریف پای به میدان گذاشته بود و میخواست به هر طریق که ممکن بوده ریشته کمونیستها و ایادی و طرفداران آنان را از بی خوبون بکند به هر حال به درستی روشن نیست ولی این روشن است که در آن وقایع حریف یعنی انگلستان بیکار ننشسته بود و شب و روز در تلاش بود که جمهوری گیلان را نابود کند زیرا این نگرانی بود که روزی این جمهوری مبدل به یکی از جمهوری های شوروی بشود کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند خاطرات سیاسی فرخ نوشته معتص سلطنه بخش پنجم دنباله ماجره میرزا کوچک خان برای سر میرزا کوچک خان جایزه تعیین شد پس از مشیر دوله سپهدار رشتی رئیس الوزرا شد در زمان ریاست وزرایی سپهدار بود که در سوم اسفند کودتای معروف واقع شد. باز دولتیان تصمیم گرفتند که با جنگلیان به مسالمت رفتار نمایند. اما کار با مسالمت حل نشد. دولتیان با سفیر روس به مذاکره پرداختند و چیزی نگذشت که تهمت زنهای نهزت جنگل دریافتند که روتشتین سفیر کبیر دولت شوروی نیز برای سران جنگل پیام فرستاده است که اسلحه را زمین گذاشته و به زراعت و گلهداری و باغداری بپردازند و به این ترتیب تهمت ها بر باد رفت و افسوس ها به ماند و فهمیدم که اگر عیبی در کار ریشوهای آزادی خواه بود در ندانم ها و بی سیاستی هایشان بود و نه در اصالت مقصد و نظرشان بگذاریم از آنچه در این گیرودار اتفاق افتاد به هر حال یک بار دیگر قوای دولتی به دستور علا حضرت فقید با جنگلیان نبردی سخت آغاز نمود و این آخری نبرد بود به زودی برای تعیین سرنوشت در این نبرد خونها ریخته شد در این جنگ جنگلیان عقب نشستند و سپس شکست خوردند اغلب سرداران جنگل دستگیر و کشته شدند میرزا یک تنه به جنگل زد سربازان دولتی در به در به دنبالش گشتند اما او از این ده به آن آبادی و از این دشت به آن کوه در جنگ و گریز بود انگار پهلوانی بود حماسی و افسانه ای همه جا قشون دولتی به دنبالش بود اما او یک لحظه در جایی قرار نمی گرفت تدبیری اندیشیدند برای سر او جایزه تعیین کردند و این تدبیر موثری بود. بر تقدیر زمستان سر رسید. زمستانی سرد و کشنده. مرد غیرتمند جنگل دانست برای سر او جایزه تعیین کردند و از این بابت دچار وحشت شد. زیرا او میدانست و آزموده بود و دیده بود که فروش شرف برای عده از هموطنانش تا چه حد آسان است و این بیم بیدلیل نبود او ناچار کوشید که از آن پس حتی از دوستان نیز بپرهیزد دیگر تنها ماند تنها با تفنگ معروف نقرهکاریاش یک جا قرار نگرفت شب و روز در راه بود تا اینکه سرما و گرسنگی او را از پا درف کند و او که از سرما بیرمق و مدهوش شده بود در گوشه ای افتاد و چشمانش را بست و درست در آن حالت زار مردی از اقوام خودش به بالینش شتافت آن مرد گنج را یافت گنج سرشار اما ترسید که حتی به جسد نیمه جان میرزا نزدیک بشود به جسد نیمه جان مردی که ببر افسانه جنگل بود و اینک هزاران جراحت از هزاران ناسپاسی بر تن داشت و زار و نزار گوشه ای افتاده بود آن مرد میرزا را رها کرد و با عجله به دنبال داس خود رفت و سپس لرزان و ترسان بر جسد او افتاد و سرش را برید و آنگاه ریش آن سر را گرفت و شادی کنم به نزد فرمانده قوای دولتی برد و این مرد اسمش نقر خان بود مردی که از جسد نیمه جان میرزا کوچه خان وحشت داشت و با وحشت و ترس سر او را در حوالی جنگل های ماسوله بریده بود تا انعام بگیرد و این چنین واقعه جنگل خاتمه یافت. حکومت وسوق و دوله و قرارداد 1919 و اکنون بار دیگر برمیگردیم به تهران به تهران قبل از کودتا و به تهران دوره احمدشاه و هر چه در آن روزگار اتفاق افتاده بود مرحوم بسوق الدوله رئیس الوزراء بود و مرحوم مشاور الممالک وزیر امور خارجه که من به سمت ریاست اداره تحریرات روس برگزیده شدم. وزیر امور خارجه وقت مردی وطن پرست و دیپلماتی برجسته بود. اعضای وزارت خارجه او را چون پدری مهربان و دلسوز دوست می داشتن. چیزی نگذشت که وی به نمایندگی از طرف دولت ایران به اتفاق ای که عبارت بودند از آقایان زکا فروغی، نبیل کاشی، حسین علا، انتظام الملک و شاز امان الله میرزا جهانبانی به ورسای رفتند تا در کنگره ورسای خساراتی را که ایران در جنگ بین الملل اول دیده بود از متفقین و متحدین بگیرد اما موفق نشد زیرا او و دوستانش داشتند در کنگره ورسای برای ایران سینه چاک می کردند و مرحوم وسوق الدوله در تهران مشغول زد و بند با سفیر انگلیس بود تا قرارداد 1919 را تنظیم کرده و نه فقط خسارت نگیرد بلکه ایران را دو دستی تقدیم امپراتوری انگلستان نماید من درباره قرارداد 1919 و چگونگی نقش عده‌ای از رجال ایران در تهیه و تنظیم این قرارداد به موقع سخن خواهم گفت اما نکته جالب در این میان این بود که در قیاب مرحوم مشاور الممالک او را از وزارت امور خارجه معزول کرده پست سفارت ترکیه را به او دادم و به جای او نصرت و دوله فیروز را وزیر امور خارجه کردم تا بدون کوچکترین دردسر دستورات ارباب درباره مواد قرارداد 1919 اجرا بشود به هر حال بحث درباره قرارداد 1919 رو میگذاریم به وقت دیگر. باری در این هنگام مسیو براوین که در دوره تزار کنسول قزوین و بیرجند بود به تهران آمد و خودش را نماینده دولت کمونیستی شوروی معرفی نمود و گویا میخواست سفیر دولت شوروی در ایران بشود و تنها مدرکی که در دست داشت خبر یکی از روزنامه های روسی بود که او را سفیر دولت شوروی در ایران خطاب کرده بود. دولت ایران به دلیل اینکه مدارک موسکو براوین برای معرفی وی کافی نیست از پذیرفتن وی امتناع نمود و او هر قدر تلاش نمود که این موضوع را به دولت ایران ثابت کند موفق نشد و ما میدانیم که دلیل اعظم عدم شناسایی سفیر شوروی در واقع عدم توافق و میل سفارت انگلستان درباره سفیدی کشور انقلابی است نه سستی مدارک دیپلماسی جناب سفیر و این عجب که سفیر نامراد شوروی بدون اخذ نتیجه از ایران بیرون رفت و ما بعدا آگاه شدیم که این بیشاره در کشور افغانستان به طور مرموزی کشته شد در گرماگرم انقلاب شوروی عدهای به نام ها که از لحاظ ایدئولوژی ضد کمونیست بودم در بادکوب اعلام خود مختاری کرده نماینده ای از طرف آنان به نام زیاد خانوف به ایران آمد تا با دولت ایران قراردادهایی منعقد نماید دولت ایران سفیر فوقلاده مساباتیست ها را در خانه مرحوم مقتدرالملک الملک منزل داد و سپس من به عنوان نماینده دولت ایران با زیاد خانوف وارد مذاکره شدم بالاخره پس از چندین جلسه قراردادی بین من و زیاد خانوف در چهارده ماده تنظیم شد و من از او امضا گرفتم و سپس نزد وسوق و دوله رفتم. وسوق و مشغول صرف نهار بود. از من دعوت کرد بنشینم با او و عده دیگر از وزرا نهار بخورم. ضمن صرف نهار وسوق و قرارداد را مطالعه نمود و سپس زد زیر خنده و بعد متن قرارداد را داد یکی یکی آقایان خواندند و همه خندیدن و بسوق از جایش بلند شد و با خنده گفت آهای آه معتص مسلطنه من باور نمی کنم که شما تا این اندازه دیپلمات زبردستی باشید اجازه بدید باور بکنم که حریف شما خیلی خر بوده و بعد آقایان وزرا خندیدند و گفتند که معتصم و سلدن هرچه خواسته به حریف تحمیل کرده است من زیر لب گفتم درست همانقدر که سفیر انگلستان به شما در دارد تحمیل می کند. اما راستش این زمزم را طوری کردم خودم هم نتوانستم به درستی بشنوم به هر حال زیاد خانوف به بادکوبه رفت ولی مساواتیست ها وقتی قراردار را دا دیدن آن را قبول نکردند و دولت ایران ناچار آقای سید زیادین تبا تبایی را به اتفاق میسیونی به بادکوبه فرستاد تا قراردادی که مورد قبول طرفین باشد تنظیم نمایند. خشم سید زیادیم. در این مملکت رسم است ادهی بدون جهت معروف به خیانت و وطن فروشی می و ادهی دیگر به غلط به وطن پرستی و آزادی خواهی مشهورند. چه بسا جنت مکانها و وطن پرستانی که مردم برایشان سینه چاک کردند و به دنبال جنازه ی آنها شیون و زاری را انداختند اما هنوز آب کفن ایشان خشک نشده دانستند که آن مرحوم در حیات دانستند که آن مرحوم در حیات با یک دست دست آنان را میفشرد و با دست دیگر در تاریکی دست بیگانگان را لمس می نمود و شما که شرح این خاطره را از من می خانید باید بدانید که قهرمان اصلی آن یکی از همین جنت مکان هاست که چندین بار زیر و رو شد و کوس آزادی خواهی زد. به هر حال اسم این مرد محفوظ که فقط او میداند و من و آقای سید زیادین تبا تبایی می داند که او چه کار بود و چه ها کرد. بگذاریم. با گو این که آقای سید زیادین برای عقد قرارداد با مساواتیست ها شخص بسیار لایق و برازنده ای بود. با این همه سیاست انگلستان نیز در فرستادن او به بادکوبه بی تأثیر نبود زیرا زیرا در همان موقع ها هم شایع بود که آقا انگلیسی هستند. اما عجیب این بود آنقدر که مردم آقا را انگلیسی می شناختند خود انگلیسی ها چندان به وی اعتماد نداشتند زیرا معتقد بودم که او در باطن مردی انقلابی و حتی تندرو است و به همین دلیل یکی از نوچه های گمنام و ناشناخته خود را به عنوان منشی میسیون همراه این هیئت به بادکوبه روانه کردند تا مواظب رفتار آقای سید ضیاءالدین باشد و کارهای او را مخفیانه گزارش بدهد این آقای منشی بعدها یکی از آزادی آزادیخواه وطن پرست از آب در اومد و هنوز هم ادعی به وطن پرستی او کوچکترین شکی ندارند باری این دست گلی را که تعریف می کنم جناب ایشان در بادکوبه با آب دادند که ماجرای آن هم تأثیر است و هم مزهک و خنده آور. گفتم که این افسانه را من می دانم و آقای سید زیادین تبا تبایی و خود ایشان و ای کاش اده دیگر از اعضای همان میسیون زنده باشند و آنچه را که روایت می کنم بخانند و بار دیگر بخندند. بله ماجرا چنین بود این هیئت صحیح و سلامت به بادکو برسید و در همون شب اول این حادثه عجیب برای منشی این میسیون که ذکرش رفت روی داد یعنی بهتر بگویم او این حادثه عجیب را به وجود آورد و آبروی هرچه دیپلمات را برباد داد آن شب این آقای منشی به اتفاق خانم خود در یکی از اتاقهای هتل و یا در محلی که برایشان تهیه کرده بودم بیتوته نمودند شب آقای دیپلمات با عرض مذرت از خوانندگان احتیاج به رفع حاجت می کند حال آیا اینکه ایشان تنبلی کردند و دو قدم به طرف توالت نرفتند و یا اینکه راه رسیدن به توالت را نمیدانستند به درستی روشن نیست ولی آنچه که مسلم است این است که جناب دیپلمات با خیال راحت توی اتاق دست به رفع حاجت میزنند و بعد آن را رو توی روزنامه میریزند و صبح از بالای بالکن به خیابان پرت میکنند دست بر غذا هدیه این جناب مستقیما بر فرق یکی از افراد پلیس بادکوب اصابت کند و بیچاره پلیس از این هدیه رنگین میشود به مردم دور پلیس جمع میشوند و جنجالی بزرگ راه میافتد و چیزی نمیگذرد که پلیس اتاق جناب دیپلمات را پیدا کرده و با همان سر و وضع یک راست داخل اتاق ایشان می شود و هیاهو راه می اندازد. کار به شکایت می کشد و متعاقب این احوال آقای سید زیاددین تبا تبایی با چهره برف روخته وارد می شود و علال حساب با اصای خود جناب منشی میسیون را تنبیه می کند و همان لحظه تصمیم میگیرد که او را به ایران روانه نماید. ولی ادهی واسطه می شوند و از سید زیادین خواهش می که او را اف نماید. زیرا پس از این گزارش کاریر سیاسی جناب منشی در وزارت خارجه ایران خراب می شود. آقای سید زیادین ناچار به خواهش دوستان از تنبیه شدید او خودداری کرد ولی همان لحظه او را از میسیون دور نمود و به تفلیس فرستاد و بد نیست بدانید که این دستگل برای آقایان چقدر تمام شد بله مرحوم معزز دولی نبوی جنرال قنسول ایران در قفقاز توانست با دادن سی هزار منات سرته قضیه را هم بیاورد و از پلیس مزبور رضایت بگیرد با انتحار کلونل فضلالله خان قرارداد 1919 واجگون شد در این هنگام قرارداد معروف 1919 که در واقع قرارداد فروش ایران به دولت انگلستان بود بین آقای نواسق و دوله و سر پرسی کاکس وزیر مختار انگلستان و آقای منصور رئیس اداره تحریرات انگلیس در جریان تنظیم بود. اما هنوز کسی از مفاد قرارداد کوچکترین اطلاعی نداشت و هر کس هر ادعایی در این زمینه می کرد دروغ و کذب محض بود. زیرا بسوق دوله که میدانست چه آشی برای کشورش دارد میپزد سعی میکرد موضوع قرار داد حد مخفی بماند و در نتیجه از مواد این قرار داد فقط خودش اطلاع داشت و سفیر انگلیس و منصور الملک و اما روزی که این قرار داد در مرز افکار عامه قرار داده شد هیاهوی بس بزرگ تهران را گرفت زیرا مردم دانستند که طبق این قرارداد ننگین ارتش و مالیه ای ایران در بست در اختیار دولت انگلستان قرار گرفته است آن روز که این اسرار از طرف دولت ایران افشا شد من و مرحوم منتخب و دوله و مرحوم جلیل الملک و مرحوم عباس خولیخان نواب از باغ بوسوق و دوله واقع در قلحک خارج شده و به طرف شمال در حرکت بودیم به درستی یادم هست که مرحوم جلیل الملک از عباس خان نواب که در آن زمان مستشار شرقی سفارت انگلیس بود سوال کرد که آیا این قرارداد به نفع ایران است یا به ضرر ایران مرحوم نواب جوابی داد که بسیار ظریف و دقیق بود او گفت برادر اگر پول گرفتند و این قرارداد را امضا کردند به ضرر ایران است و اگر پول نگرفته باشند به نفع ایران است و بعدها ما سه نفر دانستیم که 130 هزار لیره یعنی معادل 400 هزار تومان آن موقع پول از انگلستان گرفته شد و این مبلغ را بدین گونه بین خود تقسیم کرده بودند یعنی وسوق دوله 200 هزار تومان ما دوله 100 هزار تومان و نصرت دوله نیز 100 هزار تومان افشای این قرارداد تهران را زیر و رو کرد میلیون و سیاست مداران دست به دست هم داده و بر ضد این قرارداد تظاهرات می کردند. روزنامه های آمریکایی نوشتند که دولت ایران ایران را به یک پنس فروخته است. بوسوق دوله که میدید کار تظاهر به اعتراض بالا گرفته است و همه مردم کشور با نفرت و خشم از او یاد می کنند. ناچار دست به توقیف و تبعید مردم زد یعنی درست همان راه علاجی که هر دیکتاتور تشخیص می دهد. رئیس دولت بدون توجه به افکار عامه مرحومین حاجی محتشم و سلطنه و مستشار و سلطنه و مختار و دوله و دی دیگر را گرفته به کاشان تبعید کرد و متعاقب این احوال مرحوم حاجی محتشم و سلطنه در شاه عبدالعظیم بحث نشست و کشمکش ها همچنان ادامه داشت. اما دولت انگلستان سر در گریبان اندیشه خود داشت. او بدون توجه به این همه نفرت ها و اسیان ها معمورین خیش را به ایران روانه کرده بود تا مفاد قرارداد 1919 را با سرعت هرچه تمامتر اجرا نمایند. جنرال دیکسون برای در دست داشتن زمام و امور ارتش ایران به تهران آمده بود و مشغول تهیه طرحهای جدید بود. کمیسیونی به نام کمیسیون میکس معمور تهیه تر برای ایجاد ارتش جدید ایران بود. ارتشی که میبایست عملا متعلق به دولت انگلستان میشد. در این میان حادثه ای بس قریب و شگفت انگیز مردم ایران را از جا کند. تهران بر اثر این حادثه غیر منتظره یک پارچه آتش و هیجان شد. همه جا صحبت از این حادثه رعباور بود. همه میگفتند یک قربانی برای قرارداد شوم 1919، یک قربانی پرشکوه برای انهدام و محو اثر شوم. اما این قربانی ارجمند چه کسی بود؟ این جوان غیرتمند و تحصیل کرده که تاب ننگ را نیاورده بود کی بود؟ کلونل فضلالله خان آقولی؟ انتحار کلونل فضلالله خان آقولی و مخالفت با قرارداد 1919 تهران را تکان داد. وسوق و دوله را در هم شکست و شیر فرتوت انگلستان را متوحش ساخت. چون کلونل فضلالله یک افسر عادی و پیش پا افتاده نبود. او به دو زبان انگلیسی و فرانسه تکلم مینمود و سالها در دانشکده های نظام فرانسه به تحصیل پرداخته و مهمتر از همه او یکی از اعضای مهم کمیسیون میکس و معاون جنرال دیکسن بود او اگر میخواست میتوانست انبانها پر کند و سروتها بیاندوزد راستی چرا او خودکشی کرده بود؟ چرا؟ مگر چه شنیده بود و چه ها دیده بود که قلب مهربانش تحمل آنها را نداشت؟ من به درستی از آنچه که بر او گذشته است چیزی نمیدانم و شاید کسان دیگر نیز ندانند اما با این همه بهتر است برای بهتر شناختن این انسان بزرگوار با برادرش تیمسارت سپه بود آقولی مدیر کل بانک سپه تماس بگیرید ولی فقط من می توانم این را بگویم که با انتحار رعباور این فرزند گرامی ایران قرارداد 1919 نیز منهدم شد و ماجرای بعدی بدین قرار است. سرنوشت قرارداد 1919 در این هنگام حادثه یه دیگری نیز پیش آمد و آن مسافرت احمدشاه به انگلستان بود. دولت انگلستان از این دعوت منظورهای سیاسی بیشماری داشت. و نخستین هدف از آن دعوت این بود که احمدشاه را وادار سازند تا از قرارداد 1919 پشتیبانی نماید زیرا آنچه که مسلم بود دولت انگلستان به خوبی میدانست قرارداد تحمیلی 1919 چه خشم و نفرتی در بین ملت ایران تولید کرده است مهازا میل داشت آخرین تلاش برای تثبیت این قرارداد شوم به عمل آمده و دولت وسوق و دوله تا مدتی روی کار باقی بماند. یک شب در یکی از مهمانی های بزرگی که دولت انگلستان برای خاطر احمدشاه برپا کرده بود، مرحومین نصرت و دوله و ناصر الملک به تحریک و دستور انگلستان هر قدر از احمدشاه خواهش کردند که چیزی درباره قرارداد 1919 بگوید تا دولت انگلستان اظهارات وی را دال بر موافقت ایشان نسبت به قرارداد مذکور بداند احمدشاه زیر بار نرفت و در تمام آن شبنشینی سکوت اختیار نمود این جست احمدشاه آنچنان برای انگلیسی ها غیر منتظره بود که بیدرنگ توانستند حدس بزنند قرارداد 1919 در آستانه سقوط است و بدون شبه همین جست دور از انتظار احمد شاه بود که سقوط کابینه وسوق و سقوط دوله را تسریع کرد. در اینجا ناگزیر به ذکر این موضوع هستم که احمد شاه اگرچه در مقام سلطنت چندان نپایید تا بدانیم که احوالات سیاسی و اخلاقی از چگونه بوده و اگر می بود چگونه می بود. اما آنچه که مسلم است این جوان از لحاظ میهن پرستی و حسن اخلاق از شاهان قاجار برتری داشت و تنها ای به او این بود که به درد سلطنت نمیخورد. او جوانی درست و درستندیش بود و اینکه او را احمد اللاف نام نهاده بودند و میگفتند که گندم احتکار میکرده دروغ محض بوده است و به او تهمت زده اند. چون که گفتم او در حد و مرز یک انسان یا یک جوان چیزی کم و کسر نداشت. و حتی وطن پرستی او بیش از رجال زمانش بود. اما از سلطنت فاصله داشته و یک چنین جوانی ابدا به درد سلطنت نمیخورد. در کارش دوراندیشی نداشت، دیر تصمیم می گرفت و نسبت به اعمال اطرافیانش بی بود. به هر حال چنان که قبلا نیز بدان اشاره شده بود، انتحار کلونل فضلالله خان فرزند شریف ایران کابینه وسوق و دوله را متزلزل ساخت و بی احمدشاه احمد شاه نسبت به قرارداد مذکور باعث تسریع سقوط کابینه وی گردید و چیزی نگذشت که وسوق و دوله و کابینهش کام نایافته به کام سقوط کشانده شدند و از مفاد قرارداد 1919 نیز جز افسانه ای هیچ چیز به نماند. و بعدها دولت انگلستان که دیده بود قرارداد پربرکت سر نگرفته سرنگون شده از اموال ایرانی قرارداد تقاضای وجه پرداخت شده را کرد حتی علیه آقایان وسوق و دوله و نصرت و دوله و سارم و دوله شکایت کردند که چون قرارداد به مرحله عمل نرسیده لذا بایستی آن چهارصد هزار تومان دلالی را پس بدهند و آقایان تا مدتی زیربار بار نمی رفتند و ادعا می کردند که زحمتی کشیده شده و در بهای زحمت حق و زحمه نیز دریافت شده است و بالاخره در زمان اعلی حضرت فقید آقایان را صدا زدند و پولها را از آنان گرفتند و به خزانه ریختند مجلس چهارم در کشاکش قرارداد 1919 انتخابات دوره چهارم مجلس شورای ملی آغاز کردید و من به نمایندگی از طرف مردم سیستان به مجلس چهارم راه یافتم. مرحوم شاهزاده شهاب دوله رئیس تشریفات سلطنتی چهارشنبه 28 بهمن ماه 1299 به مجلس آمد تا مقدمات افتتاح به مجلس را فراهم نماید. ما در حدود 73 نفر در تهران حاضر بودیم و مجلس قابل گشایش بود ولی مرحوم حاجی نصیر و سلطنه به اتفاق شش تن از نمایندگان دیگر اعتراض کرده و گفتند که ما برای شرکت در مجلس حاضر نخواهیم شد پرسیدیم چرا آنها گفتند ما شنیده این که وسوق دوله با نمایندگان تحمیلی خود خیال دارد قرارداد 1919 را برای تصریب به مجلس بیاورد و تا وکلای آذربایجان انتخاب نشوند ما در مجلس حاضر نخواهیم شد آنچه مسلم است انتخابات دوره چهارم که در زمان رئیس الوزرایی وسوق و دوله شروع شده بود آنچنان انتخاباتی نبود که وسوق دوله هم بتواند همه نمایندگان انتخابی خود را به مردم تحمیل نماید وسوق دوله در بین نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای ملی عدهای دوست داشت ولی این دوستان جملگی سرسپرده او نبودند. من و مرحوم تیمورتاش که از قائنات انتخاب شده بود همان شب نامی نوشتیم و در آن نامه اعلام نمودیم که ما مخالف قرارداد 1919 هستیم و در اولین جلسه مجلس به القای این قرارداد شوم رأی خواهیم داد. و چهل و یک نفر از نمایندگان زیر آن اعلامی را امضا نمودند و شب بیست و نهم بهمن ماه من و مرحوم تیمورتاش برای چاپ این اعلامیه به مطعبه روشنایی که متعلق به آقای سید زیادین تبا تبایی بود رفتیم و درست صبح روز پنج شنبه اعلامیه مذکور در همه تهران انتشار یافت. چیزی نگذشت که کابینه وسوق و دوله سقوط کرد و مرحوم مشیر و دوله معمور تشکیل کابینه گردید و مدتی با جنگلیان کلنجار رفت و بالاخره چندی بعد کابینه او نیز رفت و مرحوم سپهدار رشتی معمور تشکیل کابینه گردید. مرحوم سپهدار مردی به قایت ساده دل و نیک نفس بود. دلش نمی اومد. کسی را بیازرد و در سیاست نیز وارد نبود. گوش به فرمان سفارت انگلیس داشت. و در نخست وزیری مردی بی تدبیر بود مرحوم سپهدار مرحوم اعتداء الملک را دعوت کرده بود که در کابینه او وزیر امور خارجه بشود او نیز قبول کرد و ساعتی را که قرار بود اعضای کابینه به حضور احمد شاه معرفی بشوند مستر نورمن سفیر انگلیس مانع از معرفی وزیر امور خارجه شد و سپهدار نیز نظر جناب سفیر را پذیرفت و به جای مرحوم اعتداء الملک آقای فهیم و دوله به احمد شاه معرفی گردید. این ماجرا برای من که علاوه بر نمایندگی مجلس هنوز در وزارت امور خارجه خدمت می کردم و سایر رؤسای وزارت خارجه گران تمام شد و تصمیم گرفتیم زیر بار این همه حقارت نرویم. من همان لحظه همه ی رؤسای وزارت امور خارجه را به منزل مرحوم نازمال ملک میزا جهانگیر خان دعوت نمودم و در آن اجتماع پس از مختصر سخنرانی تصمیم گرفته شد که دست جمعی استعفا داده و تا برکناری فهیم و دوله پا به وزارت امور خارجه نگذاریم این امر موجب کشمکش بین ما و دولت مرحوم سپهدار شد و اعتصاب ما قریب دوازده روز طول کشید و سپهدار ناچار شد فحیم و دوده را مجبور به استعفا موده و به جای او مرحوم حاجی محتشم و سلطنه را برای وزارت امور خارجه به کار دعوت نماید این عمل سپهدار باعث شد که بار دیگر هیئت رئیسه وزارت امور خارجه استعفا های خود را مسترد داشته و همگی سر کار حاضر بشویم خاطرات سیاسی فرخ نوشته معتص مسلطانه بخش ششم آغاز کودتای 1299 بیکفایتی سپهدار و همچنین آشفتگی اوضاع کشور و چند دلیل دیگر باعث شد که در خفا مقدمات کودتایی بزرگ فراهم بشود در این بحرانگو یا شاهزاده نصرت و دوله نیز مشغول طرح نقشه ای برای کودتا بود ولی دولت انگلستان که میدانست او مورد غضب و نفرت مردم ایران و میلیون است به او میدان نداد ولی همه جا شایع بود که ادهی در خفا مشغول تهیه مقدمات کودتا هستند اما با دست کی و توسط چه کسانی هنوز به درستی روشن نبود در این هنگام مرحوم مشاورالملک که سفیر ایران در مسکو بود مشغول مذاکره با مقامات روسیه بود که سربازان ارتش سرخ خاک گیلان را ترک کرده و قراردادی نیز بین ایران و شوروی منعقد گردد و چون در آن زمان وسیله مخابرات بین مرکز و او وجود نداشت ناچار مرحوم منشورالملک نماینده ایران در ترکستان به پیل سوار آمد و واسطه مخابره بین تهران و مسکو شد من روز یک دوم اسفند ماه جواب تلگراف مشاور ملک را تهیه کرده و به کاخ ابیز در قصر گلستان رفتم تا آن را به عرض هیئت دولت رسانده پس از امضاع وزیر امور خارجه آن را مخابره نمایم که نگان احساس کردم اوزاد در هم و رنگ ها به شدت پریده است مدتی گذشت و من هم در نگرانی بودم که ناگاهان سرکله حاجی محتشم و سلطنه وزیر امور خارجه پیدا شد که رنگ به چهره نداشت. اما تا چشمش به من افتاد گفت فعلا این تلگراف را نگهدار که اوزا شلوغ است. پرسیدم چرا؟ او لحظه به فکر فرو رفت و سپس گفت مثل اینکه که را افتادند و دارند به طرف تهران میآیند معلوم نیست که مقصودشان از این حرکت ناگاهانی چیست؟ آن روز من از کاخ ابیز بیرون آمدم و به خانهام رفتم و درست همان شب یعنی شب دوشنبه سوم اسفند 1299 شمسی قوای قزاق وارد تهران شد و آنها بدون کوچکترین مانعی امور تهران را در دست گرفتند فقط چند تن از مأمورین نظمیه به طرف آنان تیراندازی کردند و بعد در مقابل حملات سریع و مصمم قذاقها تاب نیاورده میدان را خالی کردند صبح روز دوشنبه به وزارت امور خارجه رفتم اما دریافتم که وزارتخانه تعطیل است ناچار برگشتم و ناگهان در خیابان لالزار چشمم به ماژور مسعود خانه کیهان افتاد شنیده بودم که او یکی از اعضای موثر و برجسته کودتاست به سابقه دوستی به طرفش رفتم و پس از احوال پرسی ماجره را از او پرسیدم و او با شتاب گفت من الان میرم تا سعد دلار را دستگیر توقیف بکنم یک ساعت به غروب مانده به خانه تو خواهم آمد و جریان کودتا را به تفصیل برای تو تعریف خواهم کرد و اصر آن روز ماجر مسعود خانه کیهان به خانه ام آمد مرحوم تیمورتاش نیز نزد من بود ماجور حرفا زده درد دلها کرد و انقدر پرشور و حرارت سخن گفت که من به یاد گذشته ها افتادم به یاد گذشته های دور ماجور حرف میزد و من در اندیشه بودم در اندیشه آنچه که بر من گذشته بود و به یاد آوردم انقلاب خونین مشروطیت را و گارد ملی را و روزهایی را که در مسجد سپه سالار مشق نظام می کردیم. جوان بودیم و شور جوانی داشتیم و به اصطلاح امروزی ها جوان تحصیل کرده و روشنفکر آن روزگار بودیم. مشروطیت و همه ی هدف های آن برای ما آرمانی بس مقدس بود و به یاد آوردم روزها و شبهایی را که در پشت های مسجد سپه سالار قراول می دادم و به یاد آوردم روز بمباران مجلس را روزی را که من و مرحوم اسماعیل خان کازمی و معاون و دوله و مرحوم صدیق حضرت و سایر مجاهدین مشغول دفاع از مجلس بودیم که همشیر زاده مرحوم میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل کشته شد. مجاهدین شکست خوردند و توفنگها را در حوز مسجد سپه سالار ریختیم و از پشت بام قسمت زنانه مسجد خودمان را به کوچه پشت مسجد پرتاب کردیم و بعد چون سرچشمه در محاصره قذاق بود به هدایت مرحوم معزی به طرف خیابان عین و دوله رسپار شدیم و پس از مرارت های زیاد و گریز از دست قراول‌های های چندین روز در خانه مرحوم معزی مخفی شده و سپس هر یک بالباس های مبدل به خانه های خود رفتیم و به یاد آوردم تلاش افراد خانواده را که از ترس انتقام ایادی محمد علی معموریت مأموریت مرا رو به روسیه گرفته و من به طرف گیلان حرکت کردم و برای آنکه در تیررس سردار افخم حاکم گیلان که مأمور محمد علی شاه بود قرار نگیرم مخفیانه به بندر انزلی رفته با کشتی لنکران به طرف روسیه حرکت کردم و باز به یاد آوردم روزی را که از روسیه برگشته بودم و روزی را که به تهران رسیدم هنوز سه روز به فتح تهران مانده بود و من داخل کمیته جهانگیر شده و در پارک اتابک مشغول دفاع از مجاهدین شدیم و پس از ازل محمد علی شاه و افتتاح مجلس سانی تشکیلات حزبی شروع شد و من در حوزه دوم حزب دموکرات کار می کردم. و تصور میکردم که اوضاع رقت بار گذشته تغییر کرده است و ما دستان در کار ساختن ایرانی آباد و مترقی خواهیم بود. راستی حاصل آن همه رنج ها، مرارت ها،, ها، کشته ها و جنگ و گریز ها چه بود؟ راستی چه بود؟ آیا مگر ندیده بودیم که دین خونخوار چگونه به فاصله چند روز مشروط خواه تر از هر مشروط خواهی شده بودم. آیا ندیده بودیم که شازده این و دوله آن خونخاره تبریز که شهری را به خاک و خون کشیده بود رئیس الوزرای دوران مشروطیت شده بود؟ و آیا هر قدر که پیش می رفتیم نمی دیدیم که وضع بدتر از سابق شده و هنوز رجال مشروط خواه به استثنای چند نفر نوکران محقر سفارت ها شدند. راستی حاصل آن همه خون و کشتار چه بود؟ چه بود؟ یادم می آمد که قوام و سلطن از تیمورتاش استدعا و خواهش میکرد کرد که وسیلهی فراهم نموده او را با یورینوف مستشار شرقی سفارت روز آشنا نماید زیرا میدانست که تیمورتاش چقدر با او دوست است و بعد آنچنان قوام با روزها گرم گرفت که گویا حتی در بمباران حرم متحر رضوی اسنادی نیز به دست روزها داده بود و همین قوام مسلطانه، سلطنه درست پس از انقلاب روسیه شوروی 90 درجه برگشت و آنچنان سر بر آستان سفارت انگلستان سپرد که خود من حامل نشانهای سن جورج و سن میشل از طرف دولت انگلستان برای ایشان شدم که بعدا مفصلا ماجرای آن را خواهم گفت بله این فقط هنر قوام نبود رجال دیگر ایرانی دست کمی از او نداشتند مرحومی که تا چندی پیش زنده بود بر عریکه مقام بود و همچنان معتبر بود با عبا و امامه و گیوه به دنبال کالیسکه سفیر روس می دوید و وقتی جناب سفیر مرد باز همان راه بزرگ را به دنبال کالیسکه سفیر انگلیس شروع کرده بود بله آن روز که ماجور مسعود خانه کیهان با شور و حرارت سخن می گفت همه این خاطرات مثل فیلم از برابر چشمانم گذشت و بی اختیار گفتم هرچه پیش آید خوش آید ما که از این همه ننگ و حقارت به سطوح آمده ایم ما که جز نفرت چیزی از رجال نداریم اقلا بگذار حادثه پیش بیاید تا همه اینها با خیانتهاشان به گور بروند سید زیادین تبا تبایی من آقای سید زیادین تبا را می شناختم. او در آن روزگار جوانی روشنفکر بی باک و صاحب قلمی تند و انقلابی به حساب می آمد همه جوانان و شاعران و نویسندگان آن روزگار او را دوست می داشتند و به افکار انقلابی او احترام میگذاشتند. گذاشتند جست گریخته صحبت از این بود که انگلستان از او پشتیبانی می کند. ولی خود او مدعی بود که هر انقلاب و تحولی در جهان مورد حمایت و یا دست کم مورد علاقه یک کشور همسایه قرار گرفته است. حالا یا طرف از این حمایت سود می برده و یا زیان یا سیاست از چنین ایجاب می کرده سخن دیگری است. ولی به هر حال بارها دیده شد که وقتی کار انقلاب خاتمه گرفت حساب نیز از هم جدا شد و هر یک به راه خیش رفتند. و شاید سید زیادین تبا طبع تبایی نیز خیال داشت که راه خیش را برود. اما حامی سر راهش را گرفت و نگذاشت او راهش را ادامه بدهد. بله گفتم سید زیاد را به خوبی می شناختم. اما رضاخان میرپنج را تا آن لحظه نمی شناختم. و او چندان مشهور نبود. فقط مدتی قبل از کودتا کاری از او سر زد که اسمش را بر سر زبانها انداخت و همه جا صحبت از بیباکی و غیرت او می حادثه چنین بود. در آن زمان مردم چندان ما میانه ای نداشتند زیرا رئیس قذاخا ها بودند و مردم نیز از آنان چندان دل خوشی نداشتند تا اینکه یک روز خبری مثل بمب در تهران ترکید و خبر این بود. هنگامی که رضاخان میرپنج برای جلوگیری از حمله ها به گیلان میرفت از ریاست دیویزیون قذاق دوازده گاری برای حمل اساسی رژیمان خواسته بود. فرمانده به جای دوازده گاری ده گاری میفرستد و رضاخان از این بی عصبانی شده مقابل به مثل می کند و بلافاصله مقداری از اسلحه را زمین گذارده و اساسیه افسران خود را در گاری میگذارد. معاون دیویزیون برای سرکشی و بازرسی به آن دیار می آید و رضاخان بدون اعتنا به او به مرتزاخان یزدان پناه معاون خود دستور می دهد که برود گزارش کار را به معاون دیویزیون بدهد. و بعد اضافه می کند که من آرم می آید جلوی این مردی که بیستم و گزارش بدهم. بالاخره مرتزاخان یزدان پناه جلو می رود و گزارش کار را می دهد. ولی کفیل دیویزیون به رزاخان نزدیک می شود و میگوید گوید راسته ها را رو زمین گذاشتید؟ رزاخان می گوید برای اینکه من از شما دوازده کالسک خواسته بودم و شما ده کالسک فرستادید. کفیل دیویزیون می گوید ولی اینها دلیل نمی شود که شما ها را زمین گذاشته و با اساسی افسران خود به جبهه جنگ بروید. رزاخان جواب می دهد من نمیتوانم اساسیه لازم افسران خودم را زمین گذاشته و بگذارم آنها در کوچه و خیابانهای رشت بخوابند. کفیل روسی دیویزیون قزاق بدون آنکه پیشبینی بکند با چه کسی طرف از توهین می کند. رزاخان ناگان خشک می شود و فورا شوشکه از کمر میکشد و به طرف معاون دیویزیون حمله می کند. جناب معاون که انتظار این اکسل عمل و حتی این سرعت عمل را نداشت ناچار از ترس پا به فرار میگذارد ولی رزخان به دنبالش میرود و او را تعقیب میکند معاون غذاق با ترس و لرز به طرف دفتر آتر می‌رود میرود و فورا در را از پشت میبندد رزخان چندین بار با مشت و لگت به در میکوبد و با فریاد او را دعوت می کند که مرد و مردانه بیاید و با او بجنگد و جواب خود را دریافت نماید اما سرهنگ روسی که مثل بیت میل هرزید حتی حاضر نبود کس پشت در جوابی بدهد رزاخان فورا افسران خیش را احضار می کند و پس از سخندانی به آنان میگوید که معاون دیویزیون بی احترامی کرده است و تا او را ادب نکنم از او دست نخواهم کشید افسران به افتخار او دست میزنند و او را سر دست بلند می کنند و علیه معاون دیویزیون شعار میدهند. کار داشت به مرحله حساسی می رسید که خبر به استراسیسکی فرمانده دیویزیون می رسد. او بلافاصله به معاون خود تلگراف کرده و می بیخود بی با در افتادی. اگر می زنده از آنجا بیرون بیایی بهتر از فورا از اتاق بیرون آمده ضمن آنکه قدرت را تسلیم او می از او معذرت بخواهی. مطمئن باش او جوان است و تو را نخواهد کشت. معاون دیویزیون ناچار می شود فرمان فرمانده خود را گوش کند و به این ترتیب از مرگ حتمی نجات پیدا کند. این خبر در تهران مثل بمب ترکید و همه با تعجب از آن یاد می کردند و اده نیز می خواستم این افسر ایرانی را که در مقابل یک افسر روسی این قدر ایستادگی کرده بود ببینند. و این گذشت تا اینکه خبر کودتا به تهران رسید و مردم بار دیگر با نام رضاخان میرپنج آشنا شدند. روزی که برای اولین بار خدمت رضاخان میرپنج رسیدم روز سهشنبه چهارم اسفند ماه بود هیئت دولت هنوز معرفی نشده بود مرحوم میرزا جهانگیرخان نازم الملک مدیر کل وزارت امور خارجه مرا احضار کرد و گفت چون ساعد الملک رئیس تشریفات در مجلس شورای ملی مشغول پذیرایی از سفرای خارجی است لذا از شما خواهش میکنم به قضا خانه رفته به هنگام تشریف فرمایی و بازدید سفرا از قزاخانه در آنجا تشریف داشته و از مدعوین پذیرایی نمایید من که نماینده دوره چهارم مجلس بودم چند دقیقه ای به مجلس رفتم و سپس با عجل خود را به قزاخانه رساندم و هنوز رسیده نرسیده ماجور مسعود خانه کیهان که در آنجا حضور داشت مرا به یک افسر بلند بالا و رشید معرفی کرد که چشمانی نافذ و قیافه مصمم داشت و من این نخستین دیدار و خاطره جالبی را که از آن روز دارم هرگز فراموش نکردم آن روز افسر ارشدی را دیدم با قامتی بلند و چشمانی نافذ که پالتوی خوشرنگ لزگی پوشیده بود خیلی ساده و بیپیرای حرف میزد اما حرفایش در کمال سادگی قاطع و موثر بود انسان در همان برخورد اول میتوانست روح بزرگ و طوفانی او را به وضوح دریابد. او یک افسر تمام و کمال بود، جدی، وظیف شناس، مسمم و بیباک. وقتی ماجر مسعود خان کیهان ما را به هم معرفی کرد، او دستم را فشرد و مرا در کنار خود نشاند. سپس از هر دری سخن به میان آمد. من به او گفتم امیدوارم بین شما و رفقایتان اختلاف پیش نیاید و شما بتوانید بدون توجه به تحریک مخالفین و معاندین در راهی که در پیش دارید موفق بشوید او نگاهی به من کرد و سپس با همان لحن مسمم و قاطع گفت نه مطمئن باش کسی جرأت نخواهد داشت در کار من دخالت نماید قوا در دست من است هرکس کوچکترین خیانتی بکند او را شدیدا مجازات خواهم کرد وقتی گفته رو که با قدرت و اعتماد به نفس ادا می شد تمام کردید من توانستم باور کنم که با مردی قوی اراده و بی باک مواجه گشتم که دیریازود بایستی در حوادث آینده در انتظار قدرت نمایی های او باشیم و این پیشبینی کاملا درست بود زیرا همان لحظه نیز ماجرایی پیش آمد که من و سایر حاضرین از سراحت و قدرت این افسر خوشقامت حیرت کردیم. سفره خارجی جمع شده بودند و هر یک درباره مسائلی صحبت می کردن. مستر نورمن سفیر انگلستان پیش آمد و به ماجور مسعود خان کیهان گفت حرفای مرا برای فرمانده خود ترجمه بکنید. چند لحظه بعد این مکالمات تاریخی بین سفیر انگلستان و رضاخان میرپنج فرمانده قوای کودتا صورت گرفت. قبلا بهتر است به این موضوع نیز اشاره نمایم که در همان سالونی که ما جمع شده بودیم در طبقه بالای آن رجال معروف ایران به دست افسران قزاق توقیف و محبوس شده بودند و در میان هم وول میخوردند فریاد میزدند اعتراض میکردند اهانت میکردند اما با این همه من میدانستم چیزی که بیش از همه آنان را ناراحت کرده بود عمل غیر مترقبه سید زیا و رضاخان میرفنج بود زیرا آنان که عمری در رفاه و آسایش گذرانده و فربه شده بودند هرگز نمی توانستند تصور بکنند که ممکن است روزی چند نفر قزاق آنان را از امارت های و از باغ ییلاقیشان جدا کرده در اتاقهای محقری زندانی نمایند و شاید به دلیل همین تصورات بود که آنان تا بودند از هیچ کاری فروگذار نکردند و در قارت و چپاول با هم مسابقه میدادند و بر بینوایی ملت قهقه می زدند. بگذاریم. بله آن روز مستر نورمن به طرف رزاخان میر پنج آمد و خیلی جلالت معابانه گفت جناب آقای نصر دوله را کی آزاد می کنید؟ رزاخان شانه هایش را بالا انداخت و به چکمه هایش خیره ماند. مستر نورمن بار دیگر خطاب به ماجر مسعود خان گفت به ایشان بگویید که آقای نصرت دوله بایستی هرچه زودتر آزاد بشوند. ماژور مسعود خان گفتار سفیر انگلستان را برای رضا ترجمه کرد. این بار چشمان این افسر بلند قامت درخشیده و با بیحوسلگی پرسید چرا؟ چرا باید نصرت دوله هرچه زودتر آزاد بشود؟ سفیر انگلستان پاسخ داد برای آنکه آقای نصرت دوله دارای نشانی از طرف دولت انگلستان است و وظیفه ماست که از ایشان در هر حال حمایت بکنیم رزاخان در حالی که پاهایش را به زمین میکوبید فریاد زد خوب این که چیزی نیست بروید نشان خودتان را از او پس بگیرید مثل نورمن در حالی که رنگش را باخته بود آهسته زمزمه کرد بالاخره معلوم نیست چه وقت ایشان آزاد خواهند شد رزاخان بار دیگر شانه هایش را بالا انداخت و با تندی گفت هر وقت که نتوانند اتومبیل هشت سیلندر سوار شوند. مستر نورمن بدون نتیجه از آنجا رفت و ما دچار حیرت و شگفتی شدیم. من از ذوق سر پا بند نبودم. زیرا احساس می کردم که زنده ماندم و دیدم یکی در مقابل توپ و تشر جناب سفیر انگلستان ایستادگی کرده و حتی جواب سربالا هم به ایشان داده است نه فقط من دچار شگفتی و حیرت شده بودم بلکه همه ی حاضره نیست چون من بودم و مسلما حال و روزگار جناب سفیر هم بهتر از ما نبود زیرا وقتی که داشت از در بیرون میرفت انگار از خوابی گران بیدار شده بود چون چیزی را که هرگز نمیتوانست تصورش را بکند به سرش آمده بود و شاید با خیش میاندیشید که نکنی این افسر عصبانی و بیباک میخواد گربسی ها رو دم هجله به شد. کابینه کودتا چند روز بعد از کودتا کابینه آقای سید زیادین تبا تبایی معرفی کردی و آقای محمود جم به سمت وزارت خارجه انتخاب شد کابینه آقای سید زیادین در آغاز کار گرفتاری های بیشماری داشت در آن روزگار سه نقطه از کشور به صورت نقاط حساسی درآمده و سه تن از رجال وقت علیه کابینه آقای سید دست به اعتراض و حتی اوسیان زده بودند آقای مصدق و سلطنه در فارس پس از مخالفت شدید با کابینه کودتا نتیجه ای نگرفت و به ایل بختیاری رفته در آنجا متحسن شد شاهزاده سارم و دوله در کرمانشاه علنا و عملا دست به شورش زد اما پس از مختصر مقاومت شکست خورد و تسلیم شد اما در آن زمان خطرناکترین و حساسترین نقطه ایران خراسان بود قوام و سلطن والی خراسان بود و در سر هوای شورشی بس بزرگ داشت به مرکز خبر رسیده بود که قوام السلطنه در جلسه ای که در منزل رئیس و تجار تشکیل شده بود صریحا اظهار داشته است که خراسان دو برابر خاک بلژیک فسعت دارد چرا ما اعلام استقلال نکنیم و خراسان را از ایران جدا نسازیم این گزارش سری مرکز را دوچار ناراحتی کرده بود مخصوصا که قوام السلطنه برادر وسوق و دوله که از رجال بی آرام و استخاندار ایران بود هیچ کاری بعید به نظر نمی رسید. شخصیت و ماهیت قوام السلطنه را نمی شود در چند کلمه خلاصه کرد. او و خانوادهش در تاریخ این مملکت چنان تأثیر گذاشته که اگر کتابها درباره آنها بنویسیم کم نوشته ایم. من با آن مرحوم نه سابقه دوستی داشتم من دشمنی. او هر بار که پا از گلیم خود فراتر میگذاشت و شلتاق می کرد من علیه او می شوریدم. در هر حال برای آنکه به ماجرای خراسان و قیام مرحوم کلونل محمد تقیخان پسیان بپردازیم ناچاریم نخست قوام و سلطنه را بهتر بشناسیم و من این فصل قوام شناسی را گذاشتم برای بعد و امیدوارم خداوند مرا در اظهارات این فضل از دخالت کوچکترین حب و بغز مسئول نگه دارد. باری تقدیر این بود که برای اولین بار من و مرحوم قوام السلطنه در مقابل هم قرار بگیریم. او ظاهرا یاقی دولت بود و من مأمور دولت. آقای سید زیادین تبا تبایی رئیس الوزرای ایران مرا به سمت کارگزاری ایالت خراسان تعیین کرده بود و می توانستم به وضوح پیش بینی بکنم که چه مأموریت دشواری به من محول شده است. چند روز قبل از حرکت آقای وزیر امور خارجه مرا به اتاقش احضار کرد و من در اتاق ایشان مستر نورمن سفیر انگلستان را مشاهده کردم. سفیر انگلستان به محض دیدن من گفت یک بسته امانتی است که آقای عباس خلیخان نواب به شما می دهد و شما زحمت کشیده آن را به جنرال قنسول ما در مشهد تحویل بدهید. این بسته امانتی محتوای همان نشان و مدالی بود که جناب سفیر برای آقای قوام و ارسال داشته بود. روز اول فروردین من به طرف خراسان حرکت کردم اما در تنباکویی به من خبر رسید که مرحوم تیمورتاش را نیز توقیف کردند. من به عجله دوباره به تهران برگشتم. زیرا دوستی من و تیمورتاش که از مسافرت روسیه ایجاد شده بود چنان عمیق و ریشه دار بود که من هرگز نمیتوانستم او را در آن روزگار سخت رها کرده و به مأموریت بروم. زیرا شب و روز من با هم میگذشت و یک شب او در خانه من بود و یک شب من در خانه او. من به محض ورود به تهران فورا خودم را به خانه ماجور مسعود خان کیهان وزیر جنگ رساندم. آن روز باران شدیدی تهران را شلاق میزد. مسعود خان کیهان در خانه شسته و منتظر ورود سفرای خارجی بود که میخواستند با وی ملاقات کنند. سقف خانه اش شکه می کرد و او از این بابت بی نهایت عصبانی بود. پس از ملاقات او به دیدار کلونل کازم خان حاکم نظامی تهران رفتم اما هر قدر کوشش کردم نتوانستم تیمورتاش را از توقیف آزاد کنم و چون نتوانستم موفق به ملاقات آقای سید زیاددین بشوم ناچار شب را به منزل تیمورتاش رفته و بچه های او را تسلی دادم و صبح زود برای دیدارش به نظمیه شتافتم او ناراحت و عصبانی بود هم او و هم من می که او را چرا توقیف کرده اند هرچی که احتیاج داشت برایش فراهم کردم و سپس از من تقاضا کرد که به محض ورود به خراسان اداره املاک او را در دست گرفته و فورا برایش پول بفرستم چند لحظه بعد همدیگر را بوسیدیم و من به سوی خراسان حرکت کردم آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط ادهی علاق من به کتاب و دقلقی ارتقاء فرهنگ کتاب و کتاب خانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت ها به صورت رایگان انجام می شود لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. کتاب های گویای آوای بو تقریم می کند. خاطرات سیاسی فرخ نوشته معتصم سلطنه بخش هفتم قوام السلطنه و خانواده او گفتم که برای تشریح فاجعه خراسان نخست بایستی قوام السلطنه را چنان که بود شناخت و برای شناختن قوام السلطنه ناچار بایستی با خاندان او نیز آشنا شد زیرا او پروردی خاندانی بود که خوی و عادت آنان به هر تقدیر به وی به میراث رسیده بود برگردیم به تاریخ و آنچه که درباره این خاندان نوشته شده و یا آنچه که شخصم دیده و یا شنیدم ام واقعی از دست رفتن خاک مرو یکی از وقایع بد دوران ناصری بود خود ناصر الدین شاه نیز این واقعه را باخت دوران سلطنتیش به حساب می آورد و حتی معتقد بود که واقعه مرو بزرگترین لطمه را به حیثیت نظامی و غرور ملی ایران وارد آورده است. اکنون ببینیم این واقعه چگونه بوده است. میرزا محمد تقی آشتیانی فرزندی داشت به نام میرزا محمد که بعدها به لقب قوام و دوله مشهور گردید و سپس به وزارت خراسان رسید. چیزی نگذشت که شاهزاده حسام و سلطنه به مرکز احزار و به جای او همزه میرزا حشمت و دوله به ایالت خراسان روانه گردید. قوام و دوله که با والی سابق سر و سری سر داشت در کار والی جدید تحریک آغاز نمود و دست بر غذا حادثه ای پیش آمد که کار تحریک او را آسانتر نمود. در آن زمان یعنی در سال 1276 دولت ایران برای سرکوبی خان خارزم و ترکمنها اردوی مرکب از 60 هزار سرباز به سوی خراسان روانه کرد. ترکمنها و خان خارزم چون از حرکت لشکر عظیم مطلع گشته بودند از دولت استدعای عف کردند. ولی قوام و دوله که میخواست وسائلی برانگیخته حشمت و دوله را سرنگون نماید دست به تحریک زد و بر اثر سوء سیاست و تسکین کینه های غیر انسانی خیش جنگی بی سمر را دامن زد و کار او باعث شد که در این جنگ شوم سی هزار سرباز ایرانی تلف شدند و او خود که سردار قوشان ایران بود فرار را برقرار ترجیح داد و وضع را به حال خیش گذاشت روزی در خدمت مرحوم صاحب اختیار که از رجال پاک دامن و درست کار ایران بود حاضر بودم از هر دری سخن به میان آمد تا آنکه سخن به واقعه مرو رسید ایشان در این باره اظهار داشتند میزا محمد قوام و دوله تعمدن خود فرماندهی قشون ایران را در این جنگ در دست گرفته بود. من نمیتوانم درباره کار او قضاوت کنم زیرا ادعی فاجعه مر را بر اثر سوء تدبیر او قلم داده نمودند و ادعی دیگر نسبت خیانت به او داده و گفتند به خاطر دشمنی با حشمت و دوله دست به این فضاحت زده است. به هر حال چون حشمت و دوله همراه قشون ایران نبود چندان مورد بیمرحمتی شاه قرار نگرفت زیرا که مسئولیتی متوجه او نبود ولی هنگامی که قوام و دوله از خراسان مراجعت کرد به دستور ناصر الدین شاه مورد پذیرایی رحیم کن, کن قرار گرفت رحیم کنکن کن, کن بنا امر ناصر دین شاه لباسی چرکین و پاره به قوام و پوشانده و زنجیر به گردنش آویخت و او را سوار قاطر کرد و کلاه کاغذی بر سرش گذاشت و او را به شهر آورد و تا سلطنت آباد پیش برد شاه وقتی چشمش به او افتاد از شدت غضب فریاد زد که فورا میر غضب را حاضر نمایید میر غضب فورا حاضر شد و زنجیر از گردن او بیرون کشید و سپس شاه دستور داد که شکم او را پاره نمایند در این هنگام مرحوم میرزا یوسف مصطفی المماله که ناظر جریان بود روی پای ناصر دین شاه افتاد و از وی استدعای عف نمود و دیویست هزار تومان شکم قوام و دوله را خرید شاه قبول می کند ولی فرمان می دهد که او را در حضور همه رجال به چوب فلک ببندند قوام دوله پس از تحمل چوب فلک به حبس کشیده شد و از پول شکم خود مبلغ صد و شست هزار تومان را نقدن پرداخت کرد و بقیه را مرحوم مصطفی الممالک و دیگر را آشنایانش به شاه تقریب نمودند و این مرد که به بدنامی به مرد پدر بزرگ قوام سلطنه بود، قوام دوله فرزندی داشت به نام میرزا ابراهیم معتمد و سلطنه که پسر ارشد او بود و این فرزند که مصطفی آذربایجان بود از کفایت و لیاقت چنان که رسم و تدبیر خاندانش بود به قایت میراث داشت. برای تشریح احوال آن مرحوم بد نیست به اظهارت مرحوم حکیم الملک توجه نمایید. مرحوم حکیم الملک روزی در حضور آقایان اعتداء الملک و معین الملک درباره معتمد و اظهار داشتند وزیر مالیه بودم و آقای وسوق و دوله وزیر خارجه و آقای قوام و سلطن وزیر داخله یک روز گزارش های بعضی از سوء عملیات معتمد و سلطن به من رسید و من فورا دستور دادم که درباره این گزارشات به تفصیل تحقیق نمایند چیزی نگذشت که بازرس دارایی چندین فقر دوزی های بزرگ از معتمد و سلطنه که پیشکار دارایی آذربایجان بود کشف کردند من که در برابر اسناد مهرز قرار گرفته بودم فورا معتمد السلطنه را از پیشکاری مالیه آذربایجان ازل کردم و دلیل انفصال او را در کابینه و در حضور دو فرزندش که هر دو وزیر بودند به تفصیل شرح دادم وسوق الدوله و, و قوام السلطنه و به شدت از این بابت ناراحت شده و در نزد رئیس دولت دست پاچه گشت و رنگشان پرید. و این یکی را از مستر شستر مستشار شریف آمریکایی در ایران بشنوید. او در صفحه 138 کتاب خاطرات خود می نویسد احساس کردم بسوق دوله وزیر خارجه و قوام وزیر داخل نسبت به من سرد شده اند و دوستی سابق را با من ندارند. مدتی گذشت و من دلیل این سردی را فهمیدم چه که آنها آگاه شده بودند که من مسیر لیکفر را به عنوان مفتش به آذربایجان روانه کرده ام تا درباره وضع مالیه آنجا به دقت بازرسی به عمل بیاورد. زیرا از روزی که من مسئولیت خزانه مملکت ایران را به عهده گرفته بودم هرگز از آذربایجان که سالی یک میلیون تومان درآمد مالیاتی داشت حتی پنج شاهی نیز برای دولت وصول نشده بود در تابستان همان سال دانستم که پیشکار دارایی آذربایجان همه پولهای دولت را به جیب زده و بارش را بسته و دولتیان و مرکز را مسخره می کند. و همچنین دانستم که بیپروایی او در سو استفاده فقط به این جهت بود که دو فرزندش در کابینه وقت وزیر بودند. اکنون به وسوق و دوله و قوام السلطنه فرزندان معتمد و سلطنه می درباره وسوق و دوله آنچه که گفتنی بود به اختصار گفته شد. فقط اشارت دیگری از وی باقی مانده که آن را هم برای روشن شدن حقایق فاش می کنم. شنیدم که روزی آقای بوسوق و دوله رئیس الوزرای وقت آقای اورنگ را مخاطب قرار داده و گفتند به طوری که به من گزارش داده اند آقای حاج سید نصرالله در مجلسی از آقای میم و دوله تعریف کرده و از من تکسیب نموده است. لطفا بروید با ایشان صحبت بکنید ببینید علت بدبینی ایشان نسبت به من چیست؟ چند روز بعد آقای اورنگ پس از ملاقات با سید نصرالله به حضور وسوق و دوله رفته و به ایشان میگویند من با سید نصرالله ملاقات کردم ایشان میگویند که آقای وسوق و دوله دارای محسنات زیادی است شخصی است باهوش و در این زمینه حتی به میم و دوله نیز برتری دارد معلومات ایشان هم بد نیست ولی میم و دوله شخص درست و صحیح العملی است اما موسیق و دوله دستش پلشت است. وسوق و دوله سوال می کند پلشت یعنی چه؟ آقای اورن جواب میدهد، دهد پلشت یعنی چه و مقصود ایشان این است که شما دست کجی دارید یعنی پول می گیرید. از قول من به حاج سید الله سلام برسانید و بگویید علت درستی و بیتمعی آقایان میم دوله و میمول ملک برای این است که مرحوم عبویشان در زمان تصدی خود جوال جوال نشان رو خورشید به فرنگستان فرستاد و وجوه معخوزه از این راه را ذخیره نمود و نیز تمام امتیازاتی که به اجانب داده شده است به امضای ایشان است و از این رو تمبل زیادی فراهم کرده و سهام نفت برای ورسه ذخیره کرده است با این کیفیت دلیلی ندارد که دست فرزندان آن مرحوم اکنون پلشت باشد ولی من از پدرم معتمد و سلطن دیناری به ارث نبردم و حالا تا میتوانم پول میگیرم و برای فرزندانم ذخیره کنم تا دست آنان پلشت نباشد بگذار هر کس هر چه میخواهد بگوید زیرا مطمئنم که فردا فرزندان من نیز از فرط بینیازی مثل آقای میم و دوله به پاکی و درست کاری معروف خواهند شد قوام السلطنه مردی که پنج بار نخست وزیر و بیست و یک بار وزیر شد بله صحبت از قوام و سلطنه بود صحبت از مردی که شش پادشاه دیده و با هر شش آنان کار کرده بود بیست و یک بار وزیر شده بود و پنج بار نخست وزیر خوب صحبت از چنین مردی کار آسانی نیست زیرا او گاه بد بود و گاه نیز انسان او را رجلی استخاندار و وطن پرست می شناختند مخصوصا که گاه برافروخته می شد و می گفت فرمان مشروطیت درست خط من است او راست می گفت فرمان مشروطیت ایران را او نوشته است چون خط خوشی داشت اما هرگز کسی به او نگفته بود که برادر و ایرانیز معاویه نوشته است بگذاریم ببینیم قوام و سلطنه که بود و چه ها کرد احمد قوام الحق خط خوش و انشای درستی داشت درباره چگونگی راه یافتن او به دربار ناصر شاه که در واقع پل اول ترقی او بود سخن بسیار گفتند ادهی میگویند روزی مرحوم معتمد و سلطن پدرش احمد را احزار کرد و مناجاتی به دست او داد که با خط خوش آن را بنویسد احمد نیز آن را نوشت و سپس به دست پدر خود داد. پدران مناجات را به مرحوم امین و دوله نشان داد و او از زیبایی خط احمد حیرت کرد و همان روز توسط ادده از درباریان احمد را به ناصر الدین شاه معرفی کرد و از آن پس احمد منشی شاه کجکلاه شد. اما روایت دیگری نیز هست که عده زیادی از معاصرین احمد قوام و نویسندگان دوره او بر روی آن تکیه کردند نمیدانم خدا داناست عده میگویند در سال 1312 میرزا ابراهیم معتمد و سلطن کاغذی به صاحب اختیار می نویسد و تمنا می کند که عریضه او را به عطابک بدهد و عریضه دیگر را نیز به شاه تقدیم نماید. در این عریضه ها تقاضا نموده بود که چون انشا و خط احمد خوب است از خاک پای مبارک استدعا می کنم که او را به سمت منشی در خاک پای شاهانه بپذیرند و یک هزار اشرفی برای تقدیم خاک پای مبارک و پانصد اشرفی حضور حضرت اشرف عطابک و دیویست اشرفی نیز به حضور جنبالی تقدیم نمودم. به اختیار موضوع را با اتابک در میان میگذارد و سپس از شاه اجازه میگیرد و احمد را به حضور وی برده و هزار اشرفی تقدیم می کند. ناصر الدین شاه به احمد خیره شده سپس قلمدان خود را به او می دهد و می گوید که این قلم ها را به تا برای نگارش آماده بشود. دوات را هم مرکب بریز و مهیا کن و هفته یک روز شرفیاب شو. سردار ناصر برادر مجد دوله که در آن روز حاضر بود از او در حضور ناصر دین شاه تمجید می کند و به جای هفته ای یک روز احمد هفته ای دو روز به حضور ناصر دین شاه می رود و بعد نیز برای او لقب دبیر حضوری را از شاه می گیرد و آنگاه پس از مرگ ناصر دین شاه وجود دبیر حضور بعدها در دربار مزفر دینشاه باعث شد که شاهزاده عین و نیز با احمد دوستی آغاز کند و همه جا حامی او باشد. حتی یک روز یک ماجرای عجیبی نیز در مجلس چهارم پیش آمد که همه ی نمایندگان حضور داشتم و آن ماجرا این بود. در سال 1341 هجری قمری قوام سلطنه به عنوان وکیل مشهد در مجلس شورای ملی حاضر می شد و چون در زمان رئیس وزرایی خود دشمنی ادهی از رجال و مردم ایران و روزنامهنگاران را برانگیخته بود همه علیه او حرفا میزدند و بر او می شدیدند. یک روز او در مجلس شورای ملی برای دفاع از خود به پا و نطق بسیار مفصلی ایراد نمود و در پایان نطق خود این بیت شعر را به عنوان حسن خطام بر زبان راند ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد نگان از پشت لوژ ویژه یکی فریاد زد آقای قوام و سلطانه. این شعر را شاهزاده عین و دوله برای شما خواندند، اند. این طور نیست؟ ناگاهان همه برگشتند و نگاه کردند و دیدند مورخ دولی سپر این مطلک را گفته است و متعاقب این احوال شلیک خنده نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای ملی برخاست و قوام نیز رنگش پرید و لبخندی زد و از پشت تریبون مجلس دور شد و آنگاه وزیر شد دبیر حضور در سال 1338 در کابینه مصطفی الممالک وزیر جنگ شد و چندی بعد به لقب قوام و سلطن مفتخر گردید. در زمان وزارت جنگ او بود که پارک اتابک به توپ بسته شد و در نتیجه ادهی از مجاهدی نابود شدند و پای ستارخان نیز آسیب دید. قوام بعد از این اغلب وزیر بود یا وزیر داخله یا وزیر مالیه او هنگامی که معاون وزارت داخله بود و ازش خوب نبود و حتی یک خانه شخصی برای سکونت نداشت. اما پس از آنکه چند دوره وزیر شد ناگهان هفت هزار متر زمین در خیابان فعلی قوام و خریداری کرد. زندگی بعدی او نیز خالی از ریا و تزویر نبود او را دوستان و نوچههایش قهرمان مسئله آذربایجان میدانند و میگویند که دیدی جناب اشرف چگونه روزها را در ماجرای نفت شمال گول زد اما برای او این مسئله مهم نبود که بعدها چه کسی و چه ملتی بایستی تاوان خشم همسایه بزرگ را بدهد و تا چه زمان بایستی ابرهای سیاه آسمان دو کشور را احاطه نماید او به خیالش کشوری چنان بزرگ را فریب داده بود و دوستان او نیز میاندیشیدند که در همه خاک روسیه مردی به کاردانی قوام و سلطنه پیدا نشده است که دست جناب اشرف را بخواند. قوام زد و برد و دروغ گفت و بعد جریمهاش را ملت ایران داد. این کجایش سیاست است؟ کجایش هوش و ذکاوت است؟ میگویند روزی وسوق و دوله به برادرش قوام می گوید، که این عمل شما ایران را به باد می دهد و طبعا جنوب هم از دست خواهد رفت. اگر می خواهید رویه من را در قرارداد 1919 تعقیب نمایید باید تا جایی پیش بروید که قبل از شروع به عمل کنار رفته باشید و مسئول عدم اجرای آن نباشید زیرا زدیت و رنجش روس ها در آینده مندکت تا دوچار هرج و مرج خواهد ساخت. قوام و سلطن تبسمی می کند و میگوید گوید اجالتا من نقشه خودم را عملی می کنم برای آینده هم خدا بزرگ است در اینجا آدمی بی اختیار به یاد ضرب المثل مستوفی می افتد که می گفت ملا نسردین گوسفندی دزدید و آن را به فقرا صدقه داد رفقا اعتراض کردند که جناب ملا چگونه گوسفند دزدی را صدقه می دهید ملا جواب داد گناه دزدی با ثواب صدقه تعادل خواهد کرد در این میان دنبه و کل پاچه هم نفع شخصی من است قیام کلونل محمد تقیقان پسیان در فروردین ماه 1300 صبح یک روز سهشنبه به شریف آباد رسیدم مرحوم امیر عرفه عموی من که معاون ایالت خراسان بود به اتفاق ادعی دیگر از رؤسای ادارات خراسان به استقبال من آمدند. با آنها راه افتادیم و به طرف مشهد حرکت کردیم. نزدیک های طرق بود که ژنرال کنسول انگلیس نیز به همراهی ادعی سوارکار هندی به استقبال من آمد. و سپس همگی وارد مشهد شدیم و من بلافاصله به زیارت آستان قدس رضوی رفتم و پس از آن برای دیدار قوام والی خراسان به طرف امارت ایالتی حرکت کردم من قوام را دور و دور می شناختم اما پدر من با پدر او دوست بود ولی خود ما چندان دوستی و توافقی با هم نداشتیم او مردی مغرور بود و دوست می داشت که جلالت ما آبانه رفتار کند و ما بر های تحصیل کرده مدرسه سیاسی که به اصطلاح جوانان روشنفکر آن روزگار بودیم حوصله این اطوارها را نداشتیم آن روز وقتی چشمم به قوام و سلطنه افتاد او را چنان مغرور و پرنخوت دیدم که هرگز تصور آن را نمیتوانستم بکنم به هر حال اولین ملاقات من با او گذشت و من پس از تعارفات معمولی از او جدا شدم و به طرف امارت کارگزاری حرکت کردم این امارت را که متعلق به مرحوم متینا سلطنه بود بر حسب تقاضای من قبلا اجاره کرده بودند عصر همان روز یک بار دیگر با قوام السلطنه ملاقات کردم و سپس فردای آن روز کلونل محمد تقیخان پسیان به دیدنم آمد من این افسر جوان را اولین بار بود که می دیدم. اما با این همه در همان برخورد اول میتوانستم به وضوح احساس کنم که با جوانی فاضل و معدب و وطن پرست مواجه گشتم. آن روز من نامه کلونل گلوروپ رئیس جاندارمدی ایران را به او تسلیم نمودم. در این نامه به کلونل پسیان نوشته شده بود که ادهی جاندارم سوار و پیاده برای اجراییات کارگزاری تعیین نماید. آن روز گذشت و فردای آن روز بار دیگر من و قوام به نوع عجیبی با هم مواجه شدیم. من به دیدن جنرال کنسول انگلیس می رفتم که از دور چشمم به کالسکه چهار اسبه او افتاد. میر آخر او با قاشیه پیاده حرکت می کرد. و دی سوار جاندارم و سوار اشایری کالسکی او را اسکورت می شاید شاید اونیز همان لحظه چشمش به کالسکی من افتاده بود که شش نفر ژاندارم سوار نیز مرا اسکورت میکردند و شاید تا مدتی نیز تردید و حیرت کرده بود اما با این همه امیدوار بود که شاید وقتی به نزدیکش برسم از کالسک پیاده شده مانند سایرین به دنبال کالسکش دولا و راست خواهم شد براستی هم من قلق او را نمیدانستم به این جهت وقتی کالسکه های ما نزدیک هم شد من با سر به او سلام میگفته احترامی که لازم بود به جا آوردم اما آن روز وقتی به خانه رسیدم امویم امیر عرفه را بسیار خشمگین و برافروخته یافتم او به محض دیدن من فریاد کشید که پسر جان تو چرا به جناب والی احترام نکردی من در حالی که از تعجب خشکم زده بود گفتم چطور احترام نکردم این حرف درست نیست اما پس از لحظه ای دریافتم که توقع والی خراسان بیش از حد است او میخواست که من از درشک پیاده بیایم و به او تعظیم بکنم این بود که به امویم امیر ارفع گفتم ولی من نمیدونم رفتار کارگزاران سابق خراسان در مقابل والی چگونه بوده ولی این را میدانم که حتما آقای قوام و خوب میدانند که ایشان نماینده وزارت کشور هستند و من نماینده وزارت امور خارجه و ایشان فقط سمت ریاستی به تمام رؤسای خراسان دارند و من هم در همین حدود به ایشان احترام نمودم و ایشان نباید بیش از اینها از من توقع داشته باشند امویم با قهر و تغییر از من دور شد و رفت و من در فکر فرو رفتم و پیش خود گفتم که نکند آن گزارشات عجیبی که به تهران رسیده بوده راست باشد و نکند این مرد واقعا خیال خود مختاری به سرش زده و میخواهد به اتفاق آقای رئیس و تجار خاک خراسان را از ایران جدا نماید وگرنه دلیلی ندارد که یک والی این قدر در بند تشریفات غیر معمول زائد باشد مدال شوم فردای آن روز ژنرال کنسول انگلیس به دیدن من آمد و من آن امانتی را که سفیر انگلیس به من سپرده بود به او تحویل دادم اگر یادتان باشد من یک بار دیگر نیز اسم کلونل پریدوکس را برای شما نوشته بودم. بله این مرد حریف سابق سیستان من بود. گویا سرنوشت این بود که در اغلب معمولیت ها با او روبرو بشوم. این مرد یک بار درباره من ناجوان مردان رفتار کرده بود و من حق داشتم که در مراودات خودم نسبت به او محتاط باشم. آن روز جناب جنرال قنسول پس از لحظه ای این پا و آن پا کردن بالاخره از من پرسید آقای ما تسما سلطنه آیا میدانید شما چه چیزی را برای من آورده اید؟ گفتم بله نشان و مدال برای آقای قوام و سلطنه کلونل پریدوکس با شتاب گفت پس خواهش میکنم در این باره چیزی به کسی نگویید تا ما تشریفات رسمی را برای اعطای این نشان به آقای قوام و فراهم بکنیم من چیزی به او نگفتم فقط لبخندی زدم که او تا آخر کار را فهمید و وقتی که چشمانش برق زد من بی اختیار خودم را در مقابل حریفی حس کردم که می توانستم باور بکنم بار دیگر با او ماجراها خواهم داشت روز بعد نامه ای از آقای میرزا قاسم خان رئیس دفتر ایالتی به کارگزاری رسید که در آن تقاضا شده بود فلان دوسیه را بفرستید تا به دفتر ایالتی بیاورند. من از این نوع نام پراکنی تعجب کردم و بلا فاصله زیر آن نوشتم اول باید بدانم که حضرت آقا به چه سمت و عنوان این تقاضه را از کارگزاری می نمایید. اگر آقای قوام دوسیه میخواهند خواهند بایستی خودشان برای من بنویسند. نه تو. لحظه نگذشت که رئیس دفتر قوام شخصا نزد من آمد و گفت چرا دوسیه را برای من نفرستادید؟ من گفتم برادر اگر آقای قوام و سلطنه پرونده میخواهند بایستی خودشان برای من بنویسند و تازه بنده زیر نامه او خواهم نوشت که نمیدهم زیرا پرونده های کارگزاری متعلق به وزارت امور خارجه است و جناب والی حق مداخله در کارگزاری را ندارد آقای رئیس دفتر گفتند مثل این که از میل ندارید در خراسان بمانید گفتم لابد اگر نتوانستم نمیمانم او رفت و من بار دیگر دچار تعجب شدم و کم کم احساس نمودم که آقای قوام خود مختاری راه می اندازد. دستور توقیف قوام و سلطنه. من روز سیزده نوروز همان سال را مهمان آقای حاج حسین آقا ملک بوده و به وکیل رفته بودم و اطلاع داشتم که آقای قوام السلطنه نیز مهمان رئیس و تجار می باشد و سیزده نوروز را در ملک آباد خواهد گذراند. عصر شد و من تصمیم گرفتم که به شهر بازگردم ولی حاج حسین آقا نگذاشت. آنقدر اصرار کرد که ناچار شب را هم نزد ایشان گذراندم. اما همان روز عصر وقتی کالسکه قوام السلطنه با همان کب کبه و دب -دبه وارد شهر مشهد شد ناگهان ژاندارما دور کالسکه قوام را محاصره کردند و ماژور اسماعیل خان بهادر معاون کلونل پسیان با عجله در کالسکه قوام را باز نمود و سپس به او گفت جناب والی قدم رنج فرموده از کالسکه پایین بیایید کالسکه چهار اسبه قوام و توقف کرد و سپس قوام در حالی که رنگ به چهره نداشت سرش را از کالسکه بیرون آورد و گفت چه میگی اسماعیل خان ماجور اسماعیل خان بهادر مجددا تکرار کرد گفتم از کالسکه بیایید بیرون قوام و سلطنه متوحشانه گفت اسماعیل خان من قوام و سلطنه هستم ماجور بهادر که دیگر حوصلهاش سر رفته بود با لحظه ترکی فریاد کشید آقا بیا از کالسکه پایین ما رو معطل نکن قوام و سلطنه گفت میفهمی چی میگی در این هنگام ماجور اسمایل خان بهادر به طرف کالسکه قوام رفت او را از کالسکه بیرون کشید و فریاد زد درش که سواری بس است در این هنگام دکمه سرداری قوام و کنده شد بعد او را بردم در اتاق طبقه دوم جاندرمری توقیف کردند و کلیه کسانی که آن روز با قوام جلسه داشتند توسط معمورین کلونل پسیان دستگیر شدند. در این میان علاوه بر رجال موثری مانند امیر ارفع که جزء زندانیان بودند عده از شخصیت های محلی نیز مانند حاج حسین آقا ملک دستگیر و توقیف شده بودند من شب چهاردهم فروردین برای خلاصی حاج حسین آقا ملک با کلونل پسیان صحبت کردم و ایشان نیز بلافاصله دستور آزادی حاج حسین آقا ملک را صادر نمودند و بعد جریان توقیف قوام و یاران او را فورا به مرکز تلگراف نمودیم و خاطر نشان ساختیم که دیگر جای هیچ گونه نگرانی از جهت والی خراسان و دوستان او که خیال خود مختاری در خراسان داشتند نیست. قوام چقدر ثروت داشت؟ پس از توقیف قوام سلطنه بلافاصله از املاک و دارایی او در حضور ادهی از رؤسای مسئول صورت برداری به عمل آمد و طبق قول مسیو دوبوا پیشکار دارایی خراسان که مرد شریفی بود صورت اموال قوام بدین قرار بود. قبلا بهتر از این ماجرا را نیز بشنوید که میگفتند قوام و قبل از عظیمت به خراسان به واسطه زمین و خانهی که در خیابان قوام و خریده بود پنجاه هزار تومان به بانک شاهی مغروز شده بود اما سه سال والیگری در خراسان باعث شده بود که او نه فقط چاله چوله ها را پر کند بلکه ماشاءالله هزار ماشاءالله کم باقی مانده بود خراسان را نیز بخرد به هر حال این صورت اموال و دارایی اوست که در همان روز عینا صورت برداری کرده بودیم سی و شش اسب از بهترین خراسان که پس از توقیف قوام داغ رژیمان نهم ژاندارمری خورده و به استبل ژاندارمری خراسان روانه شده بودند پول طلا به نرخ آن روز 120 هزار تومان پنجاه هزار تومان پول نقد که به واسطه ترقی نقره در هندوستان به بنبعی حمل میشد و مامورین ژاندارمری این نقره ها را در گناباد از دست حاملین آن گرفتند و تحویل مسئولین امور خراسان دادند یک میلیون برات روپیه هند که در آن زمان چهارصد هزار تومان قیمت داشت. تعداد زیادی ظروف طلا و قالی قالیچه پرداخت پنجاه هزار تومان بدهی بانک شاهی تمام و کمال خرید دو پارچه آبادی بزرگ از دهات معروف خراسان به نام سده و سالامی که بعدها با فروش آنها املاک لاهیجان را خریده بود. آقای قوام السلطنه علاوه بر این که توسط میرزا قاسم خان هر جمعه وجوه دارایی خراسان را میگرفت گویا هر ماه مبلغی در حدود چهار هزار تومان نیز از سفارت و یا از قنسولگری انگلیس در خراسان دریافت می داشت. زیرنویست در کتاب شجره خبیسه اشاره شده است که آقای پیرزاد پسر اموی خان پیرزاد کاروند بانک شاهی در این مورد اظهار داشته است که قوام و این پول را به این جهت می گرفت تا توسط ایادی خود قبرهای ترکستان شوروی را به انگلیس ها بدهد کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند. خاطرات سیاسی فرخ نوشته معتصم مسلطنه بخش هشتم اوضاع خراسان چگونه بود؟ پس از توقیف و دستگیری قوام سلطنه و یاران او حالت تشویش و انتظاری مردم خراسان را فرا گرفت. جست گریخت زمزمه بلند بود که کلونل محمد تقیخان پسیان نمی توانست از آنها بیخبر بماند. رؤسای اغلب اشایر و خوانین محلی که با پشتیبانی والی خراسان از هیچ چپاول و جنایتی خودداری نمیکردند، از توقیف قوام و ناراحت بودند و ای از دوستان متنفذ قوام نیز مشغول تدارک توتعی علیه ما بودند. اما مردم خراسان و روشنفکران آن زمان همگی به دور کلونل جمع شده و هر لحظه که بیشتر آن مرد شریف را می شناختند بیشتر به او ارادت پیدا می کردند. زیرنویس کلونل پسیان و دادخواهی او زندانیان کودتای 1299 که جملگی از اعیان و رجال معروف ایران بودند عریضه ای به عنوان دادخواهی تهیه و به احمد شاه تقدیم داشته بودند که در آن دادخواهی کابینه سید زیاددین تبا تبایی را کابینه سیاه نامیده و معمولین این کابینه را خیانتکار به مملکت معرفی کرده بودند. از موارد جالب این دادخواهی یکی این بود که محاکمه و مجازات کلونل پسیان را نیز خواستار شده بودند. کلونل پسیان در همان زمان نامه مفصلی به عنوان رد دادخواهی نوشت و با آنان جواب گفت چون در این لایه دفاعی علاوه بر مسائل سیاسی و اجتماعی آن روزگار بیوگرافی خود کلونل نیز نوشته شده است لذا ما قسمتی از آن را به جهت آگاهی خوانندگان نسبت به گذشته و تحصیلات زندگی آن مرحوم در این مختصر میآوریم. چنانکه که اشاره شد این نامه خطاب به ملت ایران نگاشته شده است و اینک قسمت های از آن هموطنان پانزده سال از در نظام خدمت کرده و فقط در سایه جدیت و کوشش در انجام وظایف و صداقت و وفاداری نسبت به مملکت بدون اینکه مطابق معمول تملق این و آن را گفته یا هدیه ای تقدیمی به فلان داده و یا وسیله ای برانگیخته باشم جدیت قیل قابل انکارم رو را خواهی نخواهی مجبور به حق شناسی نموده و امروز به درجه سرهنگی رسیدم من مهاجر هستم یعنی اجداد من پس از جنگ 1243 هجری و جدا شدن قفقاز از ایران زیر بار رعیتی خارجه نرفته از همه چیز خود صرف نظر کرده و خیشتن را به آغوش آبا و اجداد خود انداختند. پدران و پدر بزرگان من همگی سوگولی های رجال نامی ایران مثل میرزا تقی خان امیر کبیر، حسن علی خان امیر نظام و غیره بودند. من خود در سال 1309 در تبریز متولد شده و از سال 1317 تا 23 ابتداد در آن شهر در منزل و مکتب و سپس در اولین مدرسه آن شهر که به اسم لقبانی معروف بود به تحصیل فارسی، عربی، منطق و مقداری از علوم جدیده و زبانهای خارجی اشتغال داشتم در ششم جمادیال اول 1324 برای تکمیل تحصیلات به تهران آمده در هجده جماد و ثانیه همان سال داخل مدرسه نظام شدم و مدت پنج سال در آن مدرسه تحصیل می کردم و هنوز یک سال دیگر به اختتام دوره مدرسه مانده بود که رفرم اخراج قدیم شروع شده و وزارت جنگ من و نه رفیق دیگر مرا برخلاف میل و رضای خودمان از مدرسه خواسته به رتبه نایب دومی در سال 1329 داخل خدمت نمود. دو سال در تشکیلات فوق خدمت کرده و به تدریج به درجه سلطانی نایل گردیدم. لیکن نظر به اینکه رؤسا از دادن حساب پولهایی که می خودداری می و بیچار مستر شستر مثل پیشکار مالیه خراسان از آدم حساب میخواست و حساب دادن کار عاقلان ای نبود حساب داده نشد و او هم دیگر پول نداد و اساس قشون جدید و تشکیل برهم خورد گویا مقصود واقعی هم همین بود زیرا به این ترتیب مقصود کاملا به عمل نمی آمد و ترتیب خودمانی از هر حیث رجحان داشت خصوصا موقعی که حتم بود عذر مستر شستر هم خواسته خواهد شد در این وقت به ریاست گروهان و معاونت باتالیان در اطراف قزوین جزو اردوی اعزامی علیه حبیب الله خان کرد بودم. در مدت شش ماه فقط دو ماه حقوق گرفته، یک ماه آن را نیز به زیر دستان گرست مساعده دادم که هنوز هم قبض رسید پیش من است و پول نزد آنها و شاید اغلب نیز بدرود زندگی کرده باشند. آنها را برای یا مینمایم. می حقوق چهار ماهه ما پیش کی و کجاست الله اعلم به حقایق الامور از طرف معلم مدرسه خود آقای کلونل کسترزیش به یگان صاحب منصب باشرف و ایران دوست یعنی جنرال یال مالسون فقید که نام باشرفش در قلب هر سرباز صمیمی ایرانی مادام الحیات نقش ثابتی خواهد بود در اول ربیع الثانی 1330 معرفی شده و به اسم افسر داوطلب به مدت شش ماه در یوسف آباد به سمت معلم و متعلم و مترجم خدمت کردم و با اینکه قرار نبود قبل از طی دوره مدرسه صاحب منصبان کسی از داوطلبان صاحب رتبه شود خدمات من دقت افسران سعودی را جلب کرده و در اول ماه ششم جزو شاگردان دوره اول مدرسه به درجه که در قشون داشتم نایل آمده به سمت آجودان مترجمی و ریاست گروهان سیراب آزم راه همدان شدم. بر اثر فداکاری های زیاد بار دیگر افسران سوئدی برای من تقاضای درجه یاوری نمودند و ژنرال به عنوان اینکه سن من کم است آن تقاضا را نپذیرفت. در چهاردهم زیقعدت الحرام 1331 داخل مدرسه صاحب منصبان جاندارمری شده و تا پانزدهم ربیع الثانی 1332 در مدرسه مزبور مشغول تعلیم و تعلم شدم در جریان دوره مدرسه در ازای خدمت راه میدان به اعطای یک قطع مدال طلای نظامی از طرف وزارت جلیل مفتخر شدم هنوز یک ماه به اختتام دوره مدرسه مانده بود که مأموریت بروجرد پیش آمد و من به ریاست یک اسکادران صاحب منصب جوز در اردوی اعزامی مأمور شدم. در اولین جنگ با الوار با یازده نفر از عده خود که مأموریت حفظ جناح را داشتیم در سر تپه ای مجروح شده لیکن نقطه مأموریت را از دست نداده و پیش از واگذار کردن فرماندهی به صاحب منصب دیگر سنگر را ترک نگفتم. در عرض دو ماه به طوری جلب دقت رئیس خود را نمودم که مجددن رتبه یاوری برایم درخواست شد و در هفته جمادی و ثانی 1342 مورد قبول افتاد. اینکه آیا خدمات در جبهات جنگ کردی یا نکرده ام بایس به کتب مطبوعه در آلمان و ممالک بیطرف رجوع نبود زیرا اگر من شرح بدهم شاید حمله بر خود و رجزخانی شود در صورتی که مقصودی جز شرح حقیقت و بیان مختصری از گزارشات زندگی خود نداشته و فقط میخواهم هم بدانند که من کیستم کجاییم و حرف من چیست؟ من در جنگ های پیش قرابلی تو سرکان اسلحه و مهمات نداشتم. اسلحه ای من عبارت بود از اشعار رزمی شاهنامه که بدان وسیله افراد چریک را به جنگ و کشته شدن در راه وطن عزیز ترقیب می نمودم. خلاصه در نتیجه بعضی اقدامات و حوادث که از ذکر آنها صرف نظر کرده و نمی خواهم یک بار دیگر بر جراحت قلبم نمکی پاشیده باشم اضطرارا از, از کار کناره گیری کرده از دست بعضی از همکاران بی حقیقت و دورو خود را خلاص نموده و بدون آنکه در نقطه ای درنگ و توقف کنم در ششم شعبان 1335 به آلمان رفتم هنوز معالجم به اتمام نرسیده بود که استماع خبر موهش دیاله و در خون شنا کردن افراد رشید و با وفایم دنیا را در نظرم تیره و تار نمود و برای آنکه خودم را با آنها رسانده و اقلا با هم جان داده باشیم به سوی حلب و موسل شتافتم لیکن افسوس افسوس آب بیرم نعش های آن شهدای بیگناه را به سرعت امواج وحشت آور خود همه جا قلتانیده و به استراحتگاه قعر دریا رسانده بود و دیگر برای من حتی دیدن آب خونالود نیز میسر نبود من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کردن آشنا کرد برای آنکه هیچ دخالتی در کارها نداشته و ضمنا وقت خود را بیخود نگذرانده باشم با اینکه ضعف اعصاب و چشم و کلیه ی علت مزاج مانع از خدمت هوانوردی بود به تصور حصول مقصود در تاریخ دهم ده شعبان 1336 داخل این خدمت شدم لیکن پس از ختم شناسایی مکانیکی و سی و سه بار پرواز سخت مریض شده و نتوانستم تعقیب نمایم لذا در سوم شوال همان سال تقاضای انتقال داده و به قسمت پیاده منتقل شدم و تا موقع ریویسیون و هنگام متارکه جنگ مستمرا در خدمت بودم ضمنا ریاضیات عالیه و موسیقی نیز تحصیل می کردم چنانچه با وجود اطلاعات ناقصه دو اثر مختصری از سرودهای ژاندارمری و اشعار ملی ایرانی با نوت را به تب رسانده و به اسامی سه سرود ملی و هفت آواز محلی ایرانی با مختصر مقدمه به زبان آلمانی از خود به یادگار گذاشته که یکی از آنها فوقالعاده مورد توجه موسیقی دانان آلمان شده بود. بالاخره از یک طرف زندگی روز به روز گرانتر و از طرف دیگر آنچه که پسنداز کرده بودم به انتها رسیده بود و دیگر پولی برای ادامه زندگی در آلمان نداشتم و نزدیک بود که کار به فلاکت و زلت برسد توی پرانتز عدهای از دوستان آلمانی حاضر به همراهی و مساعدت شده و حتی معلم ایشان دوست من آقای سباستیان بگ حاضر بود محلی در دارالفنون لایپیک تهیه کرده و یا مرا با خود به جنوب آمریکا ببرد و همچنین مسیر اکستروم سوئدی توسط مادام چلستروم خانم رئیس رژیمان متوفا من را به سوئد دعوت کرده بود که هر قدر بخواهم در آنجا مهمان او باشم آنها حاضر شده بودند هر قدر قرض بخواهم بدهند اما من همه را به استقنای جبلی و طبعی خود رد کردم پرانتز بسته پنج هزار مارک بقیت و سیف دارایی خود را هزار فرانک سوئیس خریده و در تاریخ هجده سفر 1338 به امید خدا به طرف ایران حرکت نمودم پس از شست و یک روز مسافرت در موقع ورود به بندر انزلی که از هر طرف جیب و بغلم را میکاویدند چند قرانی بیشتر نداشتم آن هم به مصرف هم مالهایی رسید که مثل ملک الموت دور صندوقهای لباسم را گرفته و میخواستند من و صندوقها را یک جا ببرند حقیقتا تفتیش گمرک انزلی یکی از یادگارهای فراموش نشدنی زندگی من است و گویا زمامداران آن زمان تمام این عوامر را از روی اصول مشروطیت و مطابق با قوانین مملکتی صادر می کرده است و کسی هم اسم آن کابینه را کابینه سیاه نمی گذاشت. لاجرم از یک خانم روسی که هم سفرم بود مبلغی قرض کرده با اتومبیل به تهران حرکت کردم با اینکه به کلیه صاحب منصبان و اشخاص مهاجر خرج معاودت داده شده و لدل ورود به خدمتی گماشته شده بودند به علت غیر معلومی توی پرانتز شاید معلوم است ولی از ذکرش صرف نظر می کنم پرانتز بسته با اینکه نسبت به دیگران قدیمی تر و برای اشتغال مقام ریاست رژیمان و غیر مستحق تر بودم و اقلا بایستی به خاطر برادر و پسر شهیدم از من دلجویی میشد بدون آنکه ذره ای از طرف دولت و حتی دوستان صمیمی ملی و کسانی که درباره آنها از هیچ نوع فداکاری دریغ نکرده بودم مساعدتی ابراز شود تا تاریخ سقوط کابینه به اصطلاح سفید آقای وسوق و دوله یعنی به مدت پنج ماه بیکار ماندم بلافاصله پس از تغییر کابینه آقای کفیل تشکیلات شاید به صلاح دید مشاور بدکینه خود گویا به تصور اینکه آقای مشیر و دوله نسبت به خانواده ما مرحمت مخصوصی داشت و در دوره زمامداری خودشان حتی الامکان عدل و انصاف را کنار نخواهند گذاشت لذا من و پسر امویم را احضار کرده درباره استخدام ما اقدام نمودند زیرا میدانستند که مشیر دول به زودی رئیس الوزراء خواهد شد به هر حال مدتی دیگر ویلان و سرگردان ماندیم بالاخره حکم نمره 176 مورخه قره زیقعده 38 در حدود 6 زیحجه 38 به امضا رسید و بنده را با بودن یاور محمد حسین میرزا در مشهد و اطلاعاتی که از وضع جاندارمری خراسان و تسلط کامل والی وقت داشتند بدون هیچ اسم و رسمی به فلاخم گذاشتند و به سمت خراسان پرتاب کردند و برای تشکیلات جدید خراسان امیدواری ها دادند. اوضاع خراسان چنان مفتزه و رقت بار بود که من فورا دانستم مرا عمدن به اینجا فرستادند تا در پنجه قادری اسیر مانده و وجود معطله شده و بالاخره به بیکفایتی معروف و مفتزه شوم. چهار بار استعفا دادم ولی موافقت نکردند. بالاخره دوران زمامداری کابینه سفید گذشت و به قول آقایان امضا کنندگان دادخواهی دوره کابینه سیاه رسید. اولا برای اطلاع خوانندگان لازم است توضیح دهم که من در تمام عمرم آقای سید زیاددین تبا طبع تبایی را ندیدم و به واسطه بعضی از مطالب روزنامه رعد از بانی و مؤسس آن هم مکدر بودم. و هیچ چیز جز عملیات معزی علیه و اجرای اوامر دولت مرا به اقدامات اخیر در خراسان تشویق و تشجیع ننمود هموطنان من یکی از آن معمورین هستم که نویسندگان دادخواهی به بیوجدانی معرفی کرده ممکن است با این مقالات و دادخواهی های عوام فریبانه حقیقت مسئله از هموطنانی که صاحبان امضا را نشناخته و سوابق درخشان آنان را نمیدانند مخفی بماند برای دفاع از شرافت سربازی و برای آنکه به امضا کنندگان بفهمانم که اگر هم کابینه سیاه افتاده باشد یک نفر در ایران پیدا می شود که مطالب ناحق و افتراعات آنها را جواب دندان شکن داده و جان خود را فدای حق گویی و حقیقت نویسی نماید قلم به دست گرفته می‌خواهم از حقوق خود دفاع کنم آیا برای چپاول و قارتگری فرمان فرمایان و والیان که هر یک خودشان را وارث بل استحقاق یک قسمتی از مملکت می‌دانستند محکمه و استنتاقی هم لازم است آیا یک نظر به مال و ثروت آنان دسترازی به مال ملت و دولت را ثابت نمی کند؟ آیا این همه پارکها، املاک، باغ ها، اتومبیل ها،, ها، درشگاه ها، کالسکه ها، شطر ها، ها، اساسی و جواهرات و تزینات از مالیه شخصی تهیه شده است؟ آیا وجوهات استقرازی در کابینه آقای بوسوق و دوله همه به مصارف ضروری مملکت رسیده است؟ آیا قتل ماژرستوار از روی عدالت بوده است؟ آیا انتخاب نمایندگان مجلس بر طبق اصول مشروطیت صورت گرفته است؟ آیا میدانید چه خاکی به سر فقرا و زعفا و اهالی این مملکت ریخته اند؟ آیا هیچ وقت در عمرتان به فکر مملکتی بوده ای که شما را به ناز و نعمت پرورنده است؟ قدمی در راه اصلاح برداشته و قلمی به حق زده ای؟ بس است. بس است به از آن روزی که واقعا محاکمه و مجازاتی باشد. زیرا میخاران را شه اگر خواهد بردار زند گذر عارف و آمی همه بردار افتد. از عملیات کابینه گذشته همین بس است؟ که رؤایای فلک زده اقلا یک مرتبه در عمر خود به جای عرایز تزلم و دادخواهی خودشان که همواره از دست شما و بستگان و کسانتان ستونهای جرائد را دائما اشغال میکرد ناگهان عریزه دادخواهی ولو به مغلطه هم باشد به امضای معروزین خود میبینند واقعا باید روز انتشار شماره 920 روزنامه ایران را جزو اعیاد متبرکش مرده و هم سال عید گرفت که الحمدلله زبردست و قوی پنجه ای هم پیدا شد که به شما تزلم بکند و یا به عقیده من انتقام مظلومان را بکشد. آه دل مظلوم به سوحان ماند گر خود نبرد برنده را تیز کند. در این نصف شب از پشت میز تحریر در حالی که قطرات اشک در پلکایم حلقه زده است شما یاران وفادار و همکارانم را به یاد می آورم هم قطران عزیزم تصور نکنید که من از نسبت دادن تمام این عملیات به خود خودپسند شده و ناسپاسی کرده باشم خیر خیر هرگز بلکه خودم را شما دانسته و شما را خودم می بینم هموطنان من ایرانی و ایران را نه فقط دوست داشته بلکه پرستش می کنم و به همین دلیل اگر کسی در مقابل از من بد گفته یا بد بنویسد جواب نخواهم داد مرا اگر بکشند قطرات خونم کلمه ایران را ترسیم خواهد نمود و اگر بسوزانند خاکسترم نام وطن را تشکیل خواهد داد مشهد لیله سیزده سرطان 1300 محمد تقی پایان زیرنویس دنباله مرد حالا ببینیم اوضاع عمومی خراسان در آن زمان چگونه بود رجال و اعیان خراسان نیز مثل همه قوانین ایران هر یک برای خود افرادی مسلح داشتند و در حریم خیش حاکم بودند و حکومت میکردند و از مردم پول میگرفتند و از این پول سهمی به والی میدادند و بقیه را نیز صرف مخارج شخصی خود می کردن. و در واقع والی حافظ منافع این گونه حاکمان محلی بود نه مردم بینوا و فقیر در شهر مشهد رجال و متنفذین محل جملگی عضو آستانه رضوی بودند و بعضی از روحانیون درجه اول نیز چون استفاده های از آستانه میکردند ناچار با متنفذین محل متفق بودند و درست به همین دلیل نیز نمی توانستند موافق رویه کودتا باشند. عقاید و رفتار سید زیادین به نظر آنان یک نوع عقاید افراطی و شاید به نظر بعضی دیگر برخلاف قوانین اسلام بود و در آن روزگار نیز کم کم روحانیون با تحریک متنفذین محلی داشتند چماق تکفیر را علیه عاملین کودتا بلند کرده برای خاطر توقیف عده از رجال بیکاری ایران افسوسا میخوردن و این درست مخالف نظر ما بود من در آن زمان هر آوایی را که از ظلمت بلند میشد به فال می میگرفتم و با آن دمساز میگشتم و شاید به همین خاطر بود که برای عقاید سید زیاددین تبا تبایی احترام قائل بودم و به خاطر این احترام تا پای دار نیز رفتم و کلونل پسیان نیز که مردی بقایت فاضل و درست بود از خدا میخواست که رجال بیکفایت و بیلیاقت ایران هرچه زودتر توسط مجریان کودتا از بین رفته و راه برای آدمهای لایق باز شود در آن زمان آدمهایی مثل سردار معزز بجنوردی نیز بودند که درست نقطه مقابل ما می اندشیدن. آنها عادت کرده بودند به طور خانخانی حکومت کرده و زیر بار قوانین مرکز نروند. در اطراف خراسان همیشه ادهی سارق مسلح زندگی میکردند که روزیشان از دزدی می گذشت و این خصلت به واسه طول زمان و یا عدم اجرای قوانین در مورد آنها باعث شده بود که جز و عادات موروسی آنان گردد. این عده حتی در زمان حکومت آقای قوام السلطنه نیز دستگیر نشده و همچنان به عادت دیرینه خیش اشتغال داشتند و ما را دشمن می و جناب والی را دوست پس حقشان بود که به خاطر دوست با ما دشمنی کنند. در این میان فقط یک مرد بود که واقعا قابل احترام و بزرگوار بود و زندگیش را از راه اداره املاک پهناور و موروسیش میگذران و نسبت به زیر دستان نهایت مساعدت را داشت. این مرد امیر شوکت الملک علم امیر سیستان و قائنات بود. او نه فقط از حکمرانی استفاده ای نداشت بلکه امبار املاک او نیز همیشه در اختیار رؤایای او و در راه زیر دستانش بود. مردم بیرجند ناچار بودند که کوزه به دوش تا چندین کیلومتر از شهر خارج شده از کلات آب آشامیدنی بیاورند و در آن زمان امیر شوکت ملک علم تنها مرد روزگار بود که از وجوه املاک شخصی خود و موقوفات مرحوم میر علم خان و مرحوم محمد اسماعیل خان در حدود بیش از چهل هزار تومان به پول آن روز خرج کرد تا شهر بیرجند را لوله کشی نموده و آب کلاته را به بیرجند آورد. او در آن شهر مدارس و بیمارستانهایی ساخت که هنوز هیچ کدام از رجال ایران حتی فکر یک چنین کار خیلی را نمی کردن. او مدرسه متوسط ای در بیرجند بنا کرد که خیلی برتر و بزرگتر از مدارس تهران بود و نیز مدرسه دخترانه ای تأسیس نمود و سپس دختران خود و همچنین دختر مرحوم حاج شیخ هادی مستعد معروف را نیز به آن مدرسه فرستاد تا دیگران تشویق شده و دختران خود را به مدرسه بفرستند آیا واقعا این اعمال در آن روزگار که همه رجال در ظلمت ثروت میجستند شاهکار نبود و هر حال ما در مقابل این گونه ازداد قرار گرفته بودیم از میان متنفذین محل و خوانین خراسان فقط امیر شوکت الملک بود که میشد روی او حساب کرد و از او گاه بیگاه کمک گرفت و او را پشتیبان خیش نمود. صرف نظر از عدهای بسیار معدود بقیه رجال خراسان یا دشمن ما بودند و یا مرعوب قوام و سلطنه زیرا آنان هنوز جلال و جبروت والی سابق را که روزگاری برادرش رئیس الوزرا بود فراموش نکرده بودند. کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند خاطرات سیاسی فرخ نوشته معتص مسلطانه. بخش نهم. سنگرها یکی پس از دیگری گفته بودم که مردم خراسان یک پارچه با عقاید و رفتار کلونل پسیان موافق بودند بر لحظه که از کودتای سفید ما می گذشت جدید بر یاران ما افسوده می شد. در این میان ماجره پیش آمد که خیالم اندکی آسوده شد. یک روز مرحوم کلونل به من گفت امروز پس از پانزده روز عموی شما آقای امیر ارفع را آزاد کردیم زیرا بر ما ثابت شد که ایشان یکی از درستترین و پاکترین دوستان قوام و سلطنه هستند. آزادی امیر ارفع برای من ای بود زیرا آن مرد واقعا موجودی پاک و درست بود و از این بدتر نمیشد که برادر زاده ای علیه اموی خود بجنگد. من در اوایل سعی می کردم که نسبت به امویم رویه ملایم تری داشته باشم ولی هر روزی که می گذشت اختلاف عقاید بین من و او بیشتر می شد و این شکاف عمیق باعث کردید که بالاخره ما در دو صفحه مقابل یکدیگر قرار بگیریم من و کلونل پسیان و سایر دوستان در یک جبهه او و قوام السلطنه و, یارانش در جبهه دیگر به هر حال پس از آزادی او ما از شماتت های خانوادگی نیز آسوده شدیم و شروع به کار کردیم. اینکه میگویم کار کردیم واقع نباید آسانش گرفت زیرا به حکم ایجاد یک رفرم جدید و برچیدن بسات یاران والی سابق ناچار بودیم که با افراد متنفذ و روحانیون معتبر دست و پنجه نرم کنیم و در این میان وضع عمومی خراسان بسیار جالب توجه بود زیرا قوام رفته بود و همه بند و اونیز موقوف شده بود و درست نقطه مقابل او مردی زمام امور را در دست گرفته بود که درستکار و درستندیش و درستگو بود و این خود در اوایل باعث حیرت و سرگردانی مردم شده بود و باعث تشویش و اضطراب رجال ایالت برای نمونه دو واقعه شنیدنی را برای شما نقل می کنم خری در بیابان روزی که به خراسان می رفتم وزیر امور خارجی وقت مرا صدا زد و گفت مردی به نام محمد علی زنجانی آبروی ما را نزد سفرای خارجی برده است او به هر جا که دستش رسیده تلگراف کرده که مرا در سر گردنه کارگزاری خراسان لغت کرده لطفاً لطفا به محض ورود به خراسان به این افتضاح خاتمه داده تحقیق کنید که جریان چیست و چرا به او آزار رسانیدند من به محض ورود به خراسان دریافتم که کارگزار قبلی خراسان او را لخت نموده و در این راه یکی از روحانیون معروف مشهد نیز جناب کارگزار را کمک کرده است با این کیفیت میبایه سر نخ را میگرفتم و بعد به آن عالم بزرگ میرسیدم این که آیا صلاح بود من دست به این مهم میزدم یا نه صحبت جدگانه است. زیرا به هر حال ما رفته بودیم که کاری برای خلق خدا بکنیم نه آنکه مشقات آنها را تماشا کنیم حقیقت ماجرا این بود محمد علی زنجانی پسری داشت 18 ساله که این جوان فوت کرده و از خود پسر سه ماهه ای نیز به جا گذاشته بود همسر این جوان پس از فوت شوهرش عاشق مردی به نام سید حسن بسرعی شده و از بالای بام خانهش با این مرد قریب سر و سری پیدا کرده بود و چیزی نگذشت که این دو با هم ازدواج کردند و چند روز بعد از ازدواج حسن بسرعی ارزهالی به کارگزاری داده و ادعا نموده بود که همه دارایی محمد علی زنجانی متعلق به پسرش بوده و اکنون وارث آنها نوه اش می باشد کارگزار نیز سه هزار تومان از سید حسن گرفت و سپس کار را به محضر شرع رجوع کرد. حاجی فاضل که اعلم علمای خراسان بود فتوا داد که اموال زنجانی متعلق به نوهش می باشد و او به مال صغیر خیانت کرده است و با این حکم محمد علی زنجانی از ولایت شرعی نوهش برکنار و سید حسن بسرعی به سرپرستی آن کودک منصوب می گردد. و این حکم آن روحانی بزرگوار باعث می شود که بیچار محمد علی زنجانی که تاجر معتبری بود ناگهان از هستی ساقط شده همه دارایی و اموال او ضبط گردد من پس از چند روز تحقیق و رسیدگی به این پرونده عجیب بلافاصله دستور دادم که سیگت حسن را توقیف نمایند و بعد اموال او را نیست که پانزده هزار تومانش لوتی خورد شده بود به امانت در بانک گذاشتم و این عجب که یک بار دیگر جنرال کنسول انگلیس در این باره دخالت کرد و به من پیغام فرستاد که او طبعی دولت انگلیس است و شما حق نداشتید او را توقیف نمایید من به او نوشتم آقا جان این موجود اهل بسره است بسره را هم شما تازه صاحب شده اید زیرا پیش از شما بسره را عثمانیان متصرف بوده اند. دولت عثمانی هم که در ایران حق کاپیتالاسیون ندارد پس پیش از آن که این موجود خاطی به شما برسد به عثمانیان میرسد و پیش از آن که به عثمانیان برسد به ما میرسد چرا نمیگذارید ما کار خودمان را بکنیم نمیدارم چطور شد که دیگر ژنرال کنسول انگلیس دنبال این کار را نگرفت و چیزی نگذشت که عادل و دوله به سمت رئیس دادگستری خراسان منصوب گردید و من این پرونده را به او دادم تا مراحل قانونیش را طی کند. این گذشت تا اینکه یک روز در گرم و گرم حکومت نظامی کلونل پسیان به حاضی فاصل برخورده و با آن عالم معروف ملاقات نموده و به ایشام گفتم ثبوت محضر شرع که اموال موجود متعلق به پسر محمد علی است کاملا واضح است که مقرون به حقیقت نیست و درباره خیانت به اموال صغیر چون دلایلی وجود ندارد باز هم حرفی ندارم اما شما به چه دلیل جد را از ولایت شرعی معذور کردید در حالی که جد قابل ازل نیست و این از مواردی است که شما می توانستید زم امین بکنید او لحظه نگاهم کرد و سپس حرفی زد که من به شدت دچار حیرت شدم. این روحانی بزرگ صریحا به من گفت پارزندم اگر در میان صحرا مشتی علف از پیش خط بردارید و جلو گاو بگذارید آیا مسئولیتی دارد؟ من بی اختیار تکان خوردم اما بعدها دانستم که یکی از روحانیان معروف آن زمان که خود را نایب امام می بیچوکم دارای چنین عقایدی هستند. ماجرای دیگر حالا که سخن به روحانیون و آن زمان و اوضاع عمومی مردم خراسان در آن دوران رسید بعد نیست این ماجرا را نیز برایتان نقل کنم اما چون اعوان و انصار قهرمان متنفذ این ماجرا هنوز زنده و دست به آب و آتش دارد بهتر است اسمی از او به میان و به متن ماجرا بپردازم آن مرحوم یکی از رجال تراز اول مشهد و وابسته به آستانه قدس رضوی بود و نیز نایب امام هم بود و هر کار دلش میخواست میکرد او از کسی ملکی خریده بود به مبلغ سی شش هزار تومان هجده هزار تومانش را داده و ملک را تصرف کرده بود اما از دادن بقیه پول خودداری می نمود. مالک اصلی به قوام و سطن شکایت برده بود اما قوام به خاطر آن مرد متنفذ اقدامی نمی کرد و حتی جانب او را نیز می گرفت و به شاکی آزار می رسان. پس از توقیف قوام شاکی به کارگزاری مراجعه کرد و تزلم نمود من نامه بسیار محترمانه ای به نایب امام نوشتم و احزاری اینیز زمیمه نمودم و از وی تقاضا کردم که پول شاکی را بپردازد. اما چیزی نگذشت که متاسفانه جوابی به این شکل دریافت کردم. به شما مربوط نیست. چرا به کار من دخالت میکنید؟ من بلافاصله هشت نفر جاندار معمول کردم تا او را در خانه شخصی خودش توقیف نمایند. چیزی نگذشت که آقایان حاجی ناظر و حاجی قائم مقام و صدرال به کارگزاری آمده و با حالت مشوش و مضطرب گفتند آقای کارگزار این چه عملی بود که شما کردید در شهر انقلاب خواهد شد گفتم کلونل پسیان حاکم نظامی است او میداند انقلاب را چگونه خاموش کند گفتند ادهی کشته خواهند شد گفتم لابد وسیله کفن و دفن آنها را داریم گفتند بالاخره چه باید کرد؟ گفتم یا باید او هجده هزار تومان بدهی خود را به شاکی بدهد یا هجده هزار تومان از او بگیرد و ملک او را به او پس بدهد یا هجده هزار تومان وکیل و زامن معین کند تا امشب آزادش کنم آنها با چهره برافروخته از من دور شدند و دوباره ساعت سه بعد از نیمه شب به کارگزاری آمدند و باز صحبت از انقلاب و خونریزی کردند و من هم مجددا همان جوابهای قبلی را به آنها دادم بالاخره دوباره سر و کلشان پیدا شد و برای از خواب بیدار کردند و هجده هزار تومان چک وهابوف را به دست من دادند و من هم فورا دستور دادم ژاندارما او را آزاد نمایند از آن ظهر بود که کلونل پسیان به من تلفن کرد و گفت این آقا آمده از اینجا و از شما شکایت دارد جریان چیست گفتم خودم حضورم خدمت خواهم رسید و چند لحظه بعد نزد کلونل رفتم و دیدم جناب روحانی بزرگ آنجا نشستند من ماجرا را برای کلونل تعریف کردم و او به شدت ناراحت شد و گفت آقا از این بدتر من باید از این پیرمرد بپرسم که سیصد هزار تومان سند آستانه را گرفته است کجا میخواهد فرار بکند ناگهان آن جناب رنگش مثل گچ سفید شده و همه اعبان و انصار او نیز سرهایشان را پایین افکندند من از کلونل پرسیدم ماجرا چیست او گفت خبر ندارید این آقا به اتفاق آقای قوام السلطنه در حدود چند ماه پیش اسنادی از آستانه قدس رضوی دریافت نمودند که از پول آن به قول خودشان برای مشهد دانشگاه بسازند اینجا یک دبیرستان درست حسابی هم ندارد آقایون به فکر تأسیس دانشگاه افتاده بودند و بالاخره معلوم نشد که پولها را چه کار حالا هم با خبر شدم که ایشان عین سند را گرفته و میخواهند از مشهد فرار کنند کلونل پسیان همان روز دستور رو داد که آن پول هرچه زودتر از آنها گرفته شود و این جناب نایب امام پس از پرداخت پولها که در شرف بالا کشیدن بود از مشهد دور شد و ما خواهیم دید که شش ماه بعد یعنی بعد از پیروزی قوام این نایب چه دشمنی ها و جنایت ها در حق ما روا داشت آری این آقایان گردانندگان امور آستان قدس رضوی بودند آستانی را که یازده هزار نفر خادم و دربان و گرداننده داشت و این جماعت همه موقوفه آستانه را قارت می و از همه بدتر عاقبت الامر امام را هم مقروز می و سپس از امام تومانی دو عباسی نیز نزول می گرفتند باری برگردیم به موضوع اصلی و قیام کلونل پسیان ناگاهان قوام السلطنه نخست وزیر شد با نخست وزیری قوام السلطنه مبارزه کلونل پسیان به طور جدی در خراسان شروع شد و مبارزه نیز این طور آغاز گردید در اوایل ماه شعبان همان سال رتشین اولین سفیر کبیر شوروی در ایران از راه ترکستان به خراسان آمد که به تهران برود او از این جهت راه ترکستان و مشهد را برای سفر به تهران انتخاب کرده بود که گیلان از لحاظ او ناامن و میزا کوچکان و تفنگداران او امور گیلان را در دست داشتند. از تهران به من دستور داده شد که از سفیر کبیر شوروی پذیرایی و استقبال نمایم و متعاقب این دستور شاهزاده نادر میزا آراسته نیز مأمور پذیرایی از سفیر شوروی شد و من بلافاصله خانه نجد و سلطنه را به جهت پذیرایی از سفیر شوروی آماده نمودم و پس از سه روز پذیرایی از سفیر ایشان راه تهران را در پیش گرفتند و خراسان را ترک گفتند آغاز کار اواخر ماه شعبان بود که دولت با نظر اصلاحی من و کلونل پسیان در مورد اصلاح اوضاع سردرگم و رقتانگیز آسان قدس رضوی موافقت نمود و درست از آن لحظه ما خود را آماده جدالی عظیم نمودیم زیرا اگر دست به این کودتای سفید نمیزدیم در واقع کاری برای شهر مقدس مشهد انجام نداده و آبروی ایالت خراسان و حتی ایران را در نزد خارجیان برده بودیم و اگر اقدام می کردیم ناچار می بایست در مقابل حیاهو و اعتراض و عکس عمل هزاران نفر قرار می گرفتیم بر تقدیر چاره چه بود؟ آیا بهتر نیست وضع رقت انگیز آستانه را برای شما بازگو بکنم؟ چرا؟ بهتر است شاید انگاه داوری ها آسانتر شود اداره امور آستان قدس رضوی به دست کسانی بود که مشاغل آنان به طور ارسی از پدر به پسر می رسید و املاک آستان را این اشخاص اجاره می و آنها مخارج خود و حقوق شغلی را که عهدهدار بودند از آیدات املاک دریافت می آستان قدس رضوی در حدود 11700 نفر فراش و خادم داشت که معمول تنظیفات و کارهای جاری آسانه بودند. با این همه خیل و سپا اگر کسی کفشهایش را میکند و با جوراب به سحن متحر میرفت جورابش آنقدر کثیف میشد که ناچار میبایستی آن را دور بیاندازد. با اینکه آسانه چندین میلیون تومان آیدات داشت اما وقتی یکی از آجرهای طلا از سخت به زمین میافتاد هرگز کسی حاضر نمیشد که با پنجاه تومان چوب بستی تهیه کرده و آن را دوباره سر جایش بگذارد و دیگر که هر کس به نیابت تولیت منصوب میگردید موظف بود که بنا به رسم و بدعت قدیمی سی هزار تومان به شاه وقت تقدیم کرده سپس راه مشهد را در پیش بگیرد و آن تولیت هیچ کاری نداشت جز آنکه در همان ساعات اول سی هزار تومان تقدیمی را از آیدات آستان پس گرفته و سپس هر چند گاه مبالغی نیست که چند برابر مبلغ تقدیمی بود به جیب میزد و بدین گونه بود که دست آخر حضرت رضا علیه السلام مبلغ چهارصد هزار تومان نیز به متولیان و کارکنان مرقد خیش مقروز میشد و این عجیب که تومان یک عباسی نیز به پاسداران مرقد خیش تنزیل میداد و بیمارستان آستانه نیز چنان محلی بود که اگر آدم سالمی به دنجا میرفت همچون بیمار مشرف به موت خارج میشد روزی که ما دست به کار اصلاح وضع آستانه زدیم روز جالبی بود درست روز 27 شعبان 1300 بود بعد از ختم یک مهمانی که به جهت روز تولد احمد شاه برپا شده بود تمام رؤسای آستان را دستگیر و توقیف ساختیم و اولین حرف ما به آن آقایان این بود که آخر پدر ها ها بگویید ببینم حضرت امام رضا چه کار کرده بود که چهارصد هزار تومان به شما مقروز شد شما آن همه آیدات املاک موقوفه را میخورید و میبرید و می دزدید و آقابت چهارصد هزار تومان حضرت را مقروز کرده و تو یک عباسی هم از حضرت نزول میگیری؟ به هر حال پس از توقیف رؤسای آستانه کمیسیونی جهت تهیه طرح و ایجاد وضع نوینی برای آستانه تشکیل دادیم. ریاست این کمیسیون به عهده کلونل محمد تقیخان پسیان بود و اعضای آن عبارت بودند از زهیر الاسلام، مشیر همایون شهردار، محقق و دوله و من. چارده صورت مجلس در این کمیسیون تنظیم شد که اصل آن را کلونل به آلمان فرستاد نمیدانم چرا ولی انگار پیش بینی میکرد که در آن روزگار پلید و انسان کش عمر او کفاف به ثمر رساندن نیاتش را نخواهد داد به هر حال این طرح بعدها مورد استفاده دولت های دیگر قرار گرفت و ما مشغول انجام آن بودیم که ناگهان حادثه عجیب و باور نکردنی برای ما اتفاق افتاد و آن حادثه حیرت انگیز خبر تکان دهنده رئیس الوزرایی قوام السلطنه بود. قوام السلطنه به تمام رؤسای ادارات خراسان خبر نخست وزیر شدن خیش را تلگرافی اطلاع داد. به جز به من و کلونل محمد تقیخان پسیان و از این بدتران که آقای قوام السلطنه هنوز رسیده نرسیده مرحوم نجد و سلطنه را که حتی از اداره امور و اتاق خودش هم آجز بود به سمت کفالت والیگری خراسان منصوب داشت و مسیو دوبوا پیشکار مالیه خراسان را که مردی بقایت شریف بود از کار برکنار نمود و متعاقب این احوال به سایر رؤسای ادارات خراسان اطلاع داد که من رئیس الوزرا شده ام و هر کاری دارید میتوانید با شخص من در میان بگذارید و این آغاز مانور قوام بود و کلونل پسیان از این حادثه به شدت منقلب و ناراحت شد چیزی را که او و من هرگز نمی پیشبینی پیش بینی بکنیم بر سر من آمده بود کلونل که به شدت از این ماجرا عصبانی شده بود فورا دست به توقیف نجد و سلطنه و سایر یاران قوام زد و متعاقب این احوال تلگرافی به احمد شاه نمود که شما به من امر می کنید که قوام و سلطنه مرد خود مختار را دستگیر و توقیف نموده و او را به تهران بفرستم و سپس چیزی نمیگذرد که او را رئیس الوزراء ایران می کنید این کار چه معنی دارد؟ آیا سزاوار است که من بدون دلیل مورد توهین قرار گرفته و اکنون در مقابل کینه توزی آقای رئیس الوزراء شما که تا چند روز پیش به عنوان یک گناهکار زندانی بود قرار بگیرم به دنبال این تلگراف چندین تلگراف دیگر نیز کلونل محمد تقیخان به احمد شاه مخابره نمود احمد شاه طی فرمانی کلونل را فرمانده قشون خراسان کرد و به او شرافتمندان اطمینان داد که در هر صورت از وی پشتیبانی خواهد کرد اما خواهیم دید که احمد شاه هرگز به این قول خیش عمل ننمود. کلونل پس از تأمینی که احمد شاه به او داد بلافاصل نجد و سلطنه و سایر دوستان قوام را از توخی پازاد ساخت اما نجد و سلطنه که فی الواقع قادر به انجام مأموریت خیش نبود فوراً به قوام تلگراف نمود که من چون نمیتوانم کفالت والیگری خراسان را به عهده بگیرم لذا بهتر است این کار را به کلونل محمد تقیخان و یا آقای کارگزار کل واگذار نمایید ولی قوام السلطنه صریحا با تقاضای نجد و سلطن مخالفت نمود و دوباره او را به کفالت برگزید و در این هنگام ناگاهان حادثه خونینی در خراسان روی داد و آن حادثه هنگام چنین بود میخواستند زهیر الاسلام را دار بزنند وقتی احمد به کلونل قول داده کلونل نیز همه زندانیان را که جمدگی از یاران قوام بودند آزاد ساخت اما این آزادی چنان که انتظار میرفت باعث گستاخی و یاقیگری آنان شد زیرا آنان که به هنگام توقیف قوام السلطنه و, و به هنگام حکومت سید زیاد دین تبا تبایی و به علت قدرت و تسلط کلونل پسیان در امر نظم شهر جرأت نداشتند کوچکترین خطایی مرتکب شوند اینک به محض باخبر شدن از رئیس الوزرایی قوام السلطنه دیگر خدا را بنده نبودند و میخواستند هر چه و هر چیز که در مسیرشان قرار میگرفت بسوزند و بر دهند و غارت کنند چنانکه وقتی از زندان آزاد شدند یک سر به دار و تولیه رفتند تا زهیر الاسلام نایب و طولی را بکشند. این خبر وقتی به من رسید من باور نکردم. اما چیزی نگذشت که تلفن زنگ زد و من گوشی را برداشته شنیدم که از آن سوی سیم بیچار زهیرالاسلام الاسلام با صدای مرتعش میگوید آقای فروخ فورا به فریادم برسید زیرا نزدیک به ده هزار نفر از اوباش و مفتخاران به تحریک متنفذین محل قصد به قتل رساندن مرا دارند من بلافاصله به اتفاق شش نفر جاندارم که به اصطلاح اسکورت من بودند به محل مورد بحث شتافتم و دیدم واقعا نزدیک به ده یازده هزار نفر از آنان که دستشان از موقوفه آستانه قدس رضوی کوتاه مانده بود جلو دفتر زهیر الاسلام جمع شده و فریاد میزنند که ما بایستی نایب و تولیه را همین لحظه به دار بزنیم من وقتی این جمعیت را دیدم بی اختیار زیر لب زمزمه کردم که جناب اشرف هنوز هیچ نشده دارد تحریکات را شروع می کند. زیرا محال بود که هیچ قدرتی به جز او بتواند در مدت کوتاهی یک چنان مرد باد و زنده باد گویانی را زیر پرچم آماده نماید. چاره ای نبود فورا شش نفر جاندارم را جلو در اتاق زهیر الاسلام معمول کردم تا مبادا بر سر او بریزن و او را قطع قطع نمایند. سپس به میان جمعیت رفتم و گفتم بهتر از شما یک یا چند نماینده انتخاب بکنید و آنها بیایند به اتاق نایب و طولیه تا ببینیم چه میگویید اما آنها زیر بار نرفتند و بلافاصله هجوم نمودند که به اتاق زهیر الاسلام حمله نمایند که من فورا تلفن را برداشتم و با کلونل به زبان فرانسه صحبت کردم و به او گفتم فورا ترتیبی بدهید تا این نایب و تولیه را از اینجا بیرون ببریم وگرنه او را خواهند کشت و به دنبال این کشتن او ممکن است خیلی خیال های دیگر هم داشته باشند. اتفاق نظرم راست بود زیرا بعدها دانستم که نجد و نیز به اداره نظمی دستور داده است که نگذارند زهیر الاسلام از آستان بیرون بیاید یعنی در واقع او نیز میخواست کمک نماید تا هرچه زودتر بیچار زهیر الاسلام را در محل کارش بکشند اما چیزی نگذشت که ناگان صد نفر ژاندارم سر رسید و مردم را فورا متفرق نمودند و سپس نایب و تولیه را که رنگ به چهره نداشت از اتاق بیرون آوردیم و سوار کالسکه نمودیم که حرکت بکنیم ناگان یک نفر پاسوان که در گوشه ایستاده بود ایستاد ما توجه نکردیم و کالسکه راه افتاد اما در این لحظه تیری به طرف کالسکه خالی شد و ژاندارما نیز ناچار به طرف آن پاسبان حمله بردند و او را خلع و صلاح نمودند سپس وی را به باغ خونی که محل سکونت کلونل بود بردند با این کیفیت ما هم با مهاجمین طرف بودیم و هم با نظمیه شهر به هر حال هر طوری بود بیچار زهیر الاسلام را از مرگ نجات دادیم با او را سوار کالسکه نموده اده جاندار نیز همراهش کردیم و روانه تهرانش نمودیم و این آغاز جدال ما بود با آقای قوام السلطنه و یاران او جدالی که میرفت با خون آغشته گردد و از میان قطره‌های خون تاریخ بسازد تاریخی به نام قیام کلونل پسیان و یا فاجعه خراسان